روزی از درد مرهم میسازیم، روزی بی مرز همه هم آوازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا که وقتی دردی میده درمانش رو هم جلوی پامون میذاره. بهترین واژه در شروع کلام نام حق باشدت به ذکر سلام، آن سلامی که نام پاک خداست، پر انرژی در این دو فضل و عطاست. سلام، سلام علیکم، سلام به روی ماه تک تک شما عزیزان جان، دوستان بزرگوار، خیلی خوش آمدید. اساتید عزیز، پزشکان بزرگوار، اندیشمندان، دانشمندان، دانشپژوهان، دانشمندانی که از سر تا سر ایران دور هم جمع شدیم در رویداد جهانی یوسن در کنار هم. آغاز رویدادهای مشترک سفیران جوان، یک رویداد مشترک بین کشورهای مختلف که در ادامه خدمتتون عرض خواهم شد، از طریق وبینار فیس برای آموزش کمک‌های اولیه به مناسبت روز جهانی اهدای خون در سال 2022 انجام شد. از دیروز رویدادی که از 14 ژوئن 2022 آغاز شد تا 16 ژوئن ادامه داره به مناسبت همین روز جهانی اهدای خون که خدمت شریف همگی عرض شدیم. در ضمن این رویداد مطابق در واقع با تاریخ های 24 تا 26 خرداد ماه سال 1401 دیروز ما رویداد فیس رو داشتیم، کمک های اولیه برای سلامت بین المللی، First Aid International Health، یک کارگاه آنلاین 3 روزه که توسط سفیران جوان یوسن در کشورهای بحرین، هند، قرقیزستان، کنیا، اندونزی و گامبیا سازماندهی شده. و خیلی خوشحالیم که شماهای اینجا حضور دارید که میخواید اصول کمک های اولیه رو یاد بگیرید، چیزی که مورد نیاز هر انسان و در جایگاه بالاتر مورد نیاز هر پزشک است. خیلی خوش آمدید. فکر میکنم کسانی که در واقع از قبل ثبت نام کرده باشن، بله، سرت معتبر یوسن دریافت میکنن برای حضور در این کارگاه. امروز در خدمت شما هستیم با روز دوم رویداد فیس. دیروز در واقع در روز رویداد زبان انگلیسی در رابطه با کمک‌های اولی در اورژانس پزشکی با حضور 4 پزشک و دانشمند از سراسر جهان خدمت شما بودیم و امروز در روز دوم با عنوان کلی اصول تزریق خون و طب اورژانس در کنار شما هستیم، در کنار 3 تن از پزشکان فرهیخته کشورمون و اساتید بزرگوار که یک به یک شاهد حضور ارزشمندشون خواهیم بود. در ابتدای کار میخوام دعوت بکنم از سرکار خانم دکتر الهام شاهغولی عزیز، پزشک فوق متخصص خون و آنکولوژی اجبال در بیمارستان بهرامی، یک پزشک محبوب، مردمی و دوست داشتنی که برای همه ما عزیزن و همینطور دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران. خانم دکتر در خدمت شما هستیم. میخوام در رابطه با اصول، چالش ها و خطرات مرتبط با تزریق خون صحبت بکنیم، Principles of Blood Transfusion. خیلی خوشحالیم که در کنار شما ایم، خیلی خوش آمدید. تک به تک شما، مقدم شما رو به صورت مجازی هم که شده تبریک عرض میکنم، مقدم خیر شما، بادگرامی به همه دوستان عزیزان. الان در جمع 100 نفره شما حضور داریم. خواهش میکنم خانم دکتر شاهغولی عزیز که من اگر میتونم بهشون دسترسی بدم، فکر میکنم دسترسی دارن. خانم دکتر شاهغولی بفرمایید، در خدمت شما خواهیم بود. خانم دکتر صدای منو دارین؟ من دوربینم میبندم با افتخار استدعا میکنم. سلام مجدد خانم دکتر، خیلی خوش آمدید. سلام به همه عزیزان. صدای من واضحه؟ سلام به همه عزیزان. صدای شما عالیه خانم دکتر، بفرمایید. در این روز گرم، در این ساعات میانی یک در واقع روز خسته کننده، ولی حضور شما، حضور مجازیتون به همه ما دلخوشی میده. این علاقه عزیزان من واقعا برای من یک فال به فال نیک میگیرم. بحث امروز ما راجع به بلاد ترانسفیوژن. من اسلاید دارم ولی فکر کردم که اگر بخوام از روی اسلاید و به تبع اسلاید برم، شاید موضوع
اونقدر به قول معروف جذاب و زیبا نباشه. برای این گاهی میبینید که من از اسلاید ها در واقع انحراف پیدا میکنم، میخوام با همگی یه درد دلی داشته باشم. ببینید، هدف من از این بحث این هستش که ما با یک موضوع خیلی مهم آشنا بشیم و اون ترانسفیوژن خونه. متاسفانه در دوره طب عمومی، در گرایش‌های مختلف تخصصی، هرگز ما واحدی به نام ترانسفیوژن خون نداریم، در حالی که ترانسفیوژن خون یکی از واحدهای بسیار مهمه و علم به ترانسفیوژن خون برای همه ما از پزشک عمومی گرفته تا ارتوپد، جراح، بیهوشی، پاتولوژیست، متخصص اطفال، متخصص خون، متخصص جراحی پلاستیک، جراحی قلب، گوش و حلق و بینی، همه و همه ما درگیر ترانسفیوژن خون هستیم. چشماتون رو ببندید، یه لحظه فکر کنید توی بیمارستان خوابیدید و پزشک معالجتون بالا سرتون اومده و میگه شما کم خونید و نیاز به تزریق خون دارید. به عنوان یک پزشک یک دفعه قلبتون میریزه. خدای من، یک واحد خون از یک آدم بیگانه‌ای که من نمیشناسم داره وارد بدن من میشه. فوری میگین آقای دکتر نمیشه تزریق خون انجام نشه؟ میگه نه، باید تزریق خون به صورت اورژانس انجام بشه. همون لحظه هی به خودتون این دستون دست میکنین، روش دیگه ای نیست، من چی کار باید بکنم؟ ولی اونقدر که در مورد خودمون نگرانیم، آیا در مورد بیمارانمون هم همونقدر نگرانیم؟ به راحتی ترانسفیوژن خون رو اوردر میکنیم، انگار که داریم به مریض سرم میگیم بدون که شناختی از اون خون داشته باشیم. امروز بحثی که من میخوام بکنم در واقع بحث اینه که ترانسفیوژن خون خیلی مهمه. همین رو دستاورد من از این سخنرانی باشه کفایت میکنه. همین که احساس بکنم که اولین گام رو برای جدی گرفتن واحد ترانسفیوژن خون برداشتم و بقیهش به دوش همکارا و دانشجوهای من هستش که این واحد رو تثبیت بکنن، من قدم بزرگی رو برداشتم و در واقع تعهد خودم رو به عنوان یک متخصص خون به جامعه در واقع ایفا کردم. ببینید، ترانسفیوژن خون در واقع ورود یک ماده یا خون یک فرد بیگانه بدون آشنایی به بک‌گراند زندگی اون، بدون آشنایی به بیماری‌هایی که اون گرفته و یا خواهد گرفت، بدون این که ما روش زندگی اون رو دقیقاً مورد کنکاش قرار بدیم، به داخل بدن یک فرد دیگه است. این یک نوع پیونده، یک نوع ترانسپلنت هستش، ولی ما بهش اهمیت نمیدیم. فکر میکنیم ترانسپلنت فقط اینه که یه خون مغز استخوان رو به کسی پیوند بدیم یا اینکه خون بنده ناف یک نفر رو به یکی دیگه، در حالی که تزریق خون یک نوع پیونده. من امروز میخوام برای اینکه یک کمی همزاد پنداری بکنیم بیام و به صورت یه سناریو در واقع بریم ردپای کیسه خون رو با هم ببینیم چه اتفاقاتی براش میفته، چه کارهایی باید بشه و اینجوری در واقع شما رو بیارم به دنیای ترانسفیوژن خون، دنیای انتقال خون. امیدوارم که بتونم در پایان بحث موفق شده باشم. یادتون باشه که هر 3 ثانیه در جهان یک نفر نیاز به خون و فرآورده های اون پیدا میکنه. از هر 3 نفر یک نفر در طول زندگیش نیاز به خون پیدا میکنه و وقتی شما میرین یک سهمی از خونتون رو اهدا میکنین، در واقع میتونین به 3 نفر در کشورتون، در شهر خودتون کمک کنین و از مرگ حتمی اونا رو نجات بدین. ما یک سیستمی داریم به نام سیستم هموویژیلانس، حتما به گوشتون خورده یا از الان دیگه با این کلمه باید آشنایی داشته باشید. هموویژیلانس یعنی مراقبت از خون، یعنی انتخاب یک اهدا کننده سالم و مناسب، گرفتن مناسب و استاندارد اون فراورده خونی از اون فرد اهدا کننده، نگهداری اون خون فرد اهدا کننده در یک کیسه مناسب با مواد ضد انعقاد و مواد مغذی مناسب، بعد این خون رو چجوری ترانسپورت کنیم به بانک خون سازمان
مرکزی و در اونجا در جاهای مناسب نگهداری بشه، یعنی خون پکسل در یخچال، پلاکت در حرارت 20 تا 24 درجه روی شیکرهای پلاکتی و پلاسما در فریزه و یه متخصص بانک خونی باشه که اکسپرت باشه، با تجربه باشه، متعهد باشه و به اشراف داشته باشه به ترانسفیوژن خون و بتونه کاملا از این خون مراقبت بکنه و به موقع در واقع از این تشکیلات مرکزی خون مناسب رو ترانسپورت بکنه به بانک‌های خون دیگه. ما یک سیستم ترانسپورت باید داشته باشیم که بدونه که هر خونی رو، کدوم خون رو در حرارت، در کدوم حرارت با چه سرعتی به بانک خون بیمارستان ها برسونه. بنابراین ترانسپورت و حفظ زنجیره سرد در مورد تزریق گلبولای قرمز، شیکر پلاکت در مورد پلاکت و FFP در واقع درجه حرارت مناسب خیلی خیلی برای ما مهمه و اینکه در اسرع وقت این ترانسپورتیشن انجام بشه. ما نیاز داریم که یک فرد اشرافدار به هموویجیلانس در بانک خون هر بیمارستانی باشه، یک آدمی که به علم ترانسفیوژن آگاهی داشته باشه، بدون گروه های خونی رو چجوری تنظیم کنه، چجوری مستندات بسازه، چجوری خونها رو مراقبت کنه، چجوری مانیتورینگ درجه حرارت بکنه، چجوری خون بد از خوب رو تشخیص بده، بهترین خون رو برای بیمار در واقع بتونه انتخاب بکنه و آماده بکنه. این وسط یه پزشکی هم ما داریم که بایستی به ترانسفیوژن خون اشراف داشته باشه، بدونه به کدوم بیمار چه نوع فراورده‌ای، چقدر از اون فراورده، از چه راهی، در چه موقع با بده و چه مستنداتی رو باید تهیه بکنه که به بانک خون بده که یه وقتی این وسط اشکالی به وجود نیاد. بین بانک خون و درخواست پزشک رابطه است و بانک خون بایستی اون فراورده رو آماده کنه و یه خدمه آشنا به اهمیت انتقال خون هم باید داشته باشیم که سریع بیاد و خونی که از بانک خون آماده شده رو به بخش برسونه و نه اینکه خون رو بذاره توی کلمن بره دنبال کارهای دیگرش یا بس یک ساعت دم آسانسور با همکار دیگه خدمش چت بکنه یا با موبایلش بر بره. و این باید بدونه خون وقتی دستش هست، خون یک در واقع فراوردهی نازک نارنجی، از بانک خون که در بره مثل گل قاصدک پرپر میشه، باید سریع به اون فردی که محتاجش هست داده بشه. از طرف دیگه باید یک پرستار آشنا به ترانسفیوژن هم داشته باشیم که بدونه این خون رو برای کی درخواست میکنه. ما سه نفر، هر سه فامیلی تاجیک در یک بخش بستری هست و میخواییم به یکی از اینا خون بدیم. این وظیفه اون پرستاره که بتونه با کنترل مچبند، با در واقع اون بارکودها، چک در واقع مستندات، بدونه کدوم فرد احتیاج به ترانسفیوژن خون داره. اون پرستاره که وقتی میخواد از بانک خون خون رو درخواست کنه، بدونه احتیاج به یه ست خون داره، یک رگ مطمئن داره، یک سوزن مطمئن آنژیوی مطمئن داره، بدونی که اون فرد، اون بیمار الان توی بخش هست تا 3-4 ساعت دیگه هم در بخش هست، نه اینکه خون رو درخواست بکنه مریض رفته برای مشاوره، مریض رفته برای رادیولوژی، یا اینکه ست خون وجود نداره یا رگش خراب شده، یک ساعت همه باید رگ پیدا کنن یا فوقش دیگه مریض باید بره برای اتاق عمل و کتدان. اون پرستار باید بدونه چه تمهیداتی از نظر لوجستیکی لازمه که این خون نازک نارنجی به سرعت از بانک خون وارد بدن فردی بشه که پزشک در مورد اون صلاح دونست. ما امروز میخوایم راجع به اینا صحبت کنیم. در واقع ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، تا یه خونی تزریق بشه و ما غفلت نکنیم. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. که ما در واقع میخواییم امروز از آیین تا بالین با همدیگه این طب در واقع فراموش شده یه ترانسفیوژن رو با هم مرور کنیم. امیدوارم که بتونم ظرف این مدت کوتاه حق مطلب رو عطا کنم، ولی هر چقدر هم بتونیم کفایت میکنه. اهمیت ترانسفیوژن، نه مطالبی که اینجا گفته میشه، مطالب باید به تدریج مکرر در واقع اونها رو تجربه کرد. خب
فراورده خونی باید تنها زمانی تجویز بشه که ایندیکیشن قطعی داشته باشه، چون یک در واقع فرایند سهل و ممتنع است، هم سهل برای اینکه نجات بخشه، در واقع شمشیر دولبه، هم عوارض جانبی مریض رو تهدید میکنه. گفتم یه پیونده از یک بیگانه ناشناس به یک فردی که محتاج اون فراورده است. ما از زمان خروج خون از سازمان تا زمان تزریق مسئول حفظ خط سلامت خون هستیم و با نگهداری یا تزریق نامناسب خون نه فقط به بیمار کمک نخواهیم کرد، بلکه به اون صدمه و عوارض هم تحمیل میکنه. من برای اینکه به عنوان کیس پریزنتیشن باشه، میخوام از حالا به بعد رد کیسه خونی یه آقای رو با همدیگه بگیم. فرض کنیم اسم این آقا احمد آقاست. احمد آقا مرد شریفیه، سنش 50 ساله، یعنی بین 17 تا 60 سال 65 سال داره. بارها رفته اهدای خون کرده و این فرد نه زندگی پرخطری داره، نه به ماده خاصی معتاد هستش. وزنش یه چیزی بالاتر از 50 کیلو هستش و 8 هفته قبلا یه دفعه اومده تزریق خون کرده و الان کرایتریاهای تزریق خون رو داره. وقتی که اومده تو سازمان که اهدای خون بکنه، ازش سوال کردن دارویی میخوری، آسپرین مصرف میکنی، آخرین باری که مصرف دارو کردی چی بوده، آیا آنتیبیوتیک تزریقی یا خوراکی مصرف کردی، همه اینا در مورد ایشون منفی بوده. ایشون 4 ساعت قبل یک صبحانه مفصلی رو خورده، حالا اومده و ازش میپرسن، میگه که در سال اخیر من دندان پزشکی نرفتم، کولونوسکوپی نشدم، عمل جراحی و تصدیق بیمارستان نشده. پس بنابراین تمام کرایتریا رو احمد آقا داره که بیاد خون بده. هجامت نشده، خالکوبی نشده، الکترولیز نشده، طب سوزنی نشده، اندوسکوپی نشده و مشکل جدی هم نداره که احتیاج به مشاوره داشته باشه. و با این وضعیت در واقع آقای احمد آقای ما خون میده. یک خون کامل 450 سی سی از 5 لیتر خونی که در رگ‌های خروشان این فرد هست وارد کیسه ما می‌کنیم. کیسه مخصوص، نه هر کیسه‌ای، نه کیسه فریزه، کیسه‌ای که حاوی مواد ضد انعقاد، حاوی سیتراته، سیتراتی که میاد با کلسیم خون احمد آقا در واقع باند میشه و نمیذاره اون کلسیم در واقع در روند انعقاد خون دخالت کنه و بنابراین این خون با این سیترات کلسیم قدرت انعقاد و لخته شدنش رو از دست میده. در داخل این کیسه یه سری مواد مغذی برای گلبول قرمز مثل آدنوزین، مثل فسفر، مثل دکستران و به کمک در واقع سی پی دی دکستران آدنوزین ما میتونیم این خون کامل این آقا رو در یخچال 2 تا 8 درجه به مدتی تقریبا 35 روز نگهداری کنیم. اگه تو 7 روز اول خون احمد آقا مصرف بشه که میگن خون تازه، اگر بعد از اون باشه دیگه تا 35 روز تقریبا 5 هفته اگر در 2 تا 8 درجه با این مواد مغذی، با این مواد ضد انعقاد در کیسه به طور مناسب نگهداری بشه، یخچالمون خاموش نشه، اتفاقی براش نیفته، خون جابجا نشه، ما میتونیم یه خون کامل داشته باشیم. ولی این خون کامل به نظر شما مغروم به صرفه است که هر کسی خون کاملش در سازمان نگهداری بشه؟ خون کامل به چه دردی میخوره؟ خون کامل هم RBC داره، هم پلاکت داره، البته پلاکتش برای 24 ساعت یواش یواش از بین میره، هم WBC داره، هم پلاسما داره، داخل پلاسماش مقدار زیادی آلبومین هست، پروتئین های پلاسمایی هست، فاکتورهای ضد انعقاد، فاکتورهای انعقادی هست، ایمنگلوبولین ها هستن، همه اینا توی خون احمد آقا توی این کیسه جمع شدن. ولی آیا یک کسی که پلاکت میخواد به پلاسما نیاز داره که ما پلاسمای احمد آقا رو توی این خون کامل بهش بدیم؟ به RBC هم احتیاج داره؟ نه. در حالی که توی این خون همه در واقع اون گنج فرآورده‌های خونی همه توی یک کیسه جمع شدن. برای همین این خون کامل موارد استفادهش خیلی محدوده. حجمش
450 تا 500 سی سی شما میخوای به یه نفر پکسل بدی، 400 سی سی میخوای خون بدی. نگهداریش هم باید تو 2 تا 6 درجه بکنن، ولی این خون کامل فقط دو مصرف عمده، یعنی به طور اخص داره. یکی که فردی خونریزی فعال داشته باشه، یکی مثل بحران ها، مثل اورژانس ها، مثل سوانه، مثل زلزله، مثل آتش سوزی ها، هر اتفاقی که باعث بشه یه حادثه و یک سانحه اتفاق بیفته، مثل ریختن آوار، تروما ها، ایناست که به خون کامل احتیاج داریم. پس سوانه و دیگری تعویض خون. حتی امروز تعویض خون هم ما میگیم از خون کم خطر استفاده میکنیم، یا کسی که بیاد در واقع از زیر اکمو هستن یا عمل بایپس قلبی عروقی میکنن، یا در یک شرایط خاصی که به طور اورژانسی ما خون میخوان، خون اهدا کننده میره سازمان، فرصتی نیست که ما پکسل بگیریم. پس بخش سوانه و تعویض خون همینه که وقتی یه اتفاق، یه درامی، یک تراژدی در شهر یا کشور اتفاق میفته، مردم صف میکشن میره سازمان خون اهدا میکنن، خون کامل اهدا میکنن. یه اشکالی که خون کامل داره اینی که خون کامل باید دقیقاً هم گروه و هم ارهاش خون بین دهنده و گیرنده باشه. اونطوری نیست ما بگیم خون کم خطر، نه، خون کامل دارای آر بی سی های، مثلا اگر احمد آقا گروه خونیش او باشه، بله آر بی سیش آر بی سی کم خطر و دهنده همگانیست، ولی پلاسماش پلاسماییست که هم آنتی آ داره هم آنتی بی. پس بنابراین خون کامل احمد آقا فقط باید یه آدمی هم گروه او، یعنی گروه او داده بشه. پس بنابراین محدودیت هم وجود داره. یک گرم، یک کیسه خون به یک فرد بالغ اگه تزریق بکنیم، یک گرم، اگر خونریزی حاد نداشته باشه، یک گرم هموگلوبین رو میبره بالا و 3 برابر اون هماتوکریت رو میبره بالا، و در کودکان این تقریبا 2 برابر هست. یادمون باشه تزریق خون کامل زمانی باید انجام بشه که حدود 25 تا 30 درصد خون به طور حاد از دست رفته باشه. موارد منع تزریق خون کامل اینه که مریض شما آنمی مزمن داره، شما خون کامل داری، پکسل هم داری، باید پکسل انتخاب کنی، برای که این فردی که آنمی مزمن داره نمیتونه حجم زیادی رو تحمل کنه، یا مریض شما نارسایی مزمن و احتقانی قلب داره و میخواییم بهش آنمیش رو تصدیق کنی، در چنین مواردی خون کامل ضرر داره، مریض رو میبره تو فیلر قلبی و در واقع از بینش میبره. یادمون باشه خون کامل تزریقش باید حد اکثر در 4 ساعت انجام بشه. البته معمولا در سوانه به سرعت ظرف 1 ساعت این خون داده میشه، ولی دیگه بعد از 4 ساعت اگر هر چیمون باید بریزین دور. خون عمرش در بیرون از بانک خون فقط 4 ساعته. هرگز داروی دیگه‌ای بهش اضافه نباید بکنیم. داخل این خون گلوبول قرمز و سفید هم وجود، گلوبول سفید و پلاکت هم هست، البته بعد از 24 ساعت تعداد پلاکت کم میشه. خب از طریق فیلتر یا ست خون مخصوص باید خون کامل داده بشه. پس باید تو هر بیمارستانی که خون کامل میدیم ست خون و فیلتردار هم موجود باشه. خب من اشاره کردم که این خون کامل داخلش پلاسما هست، پلاکت هست، گلوبول سفیده، گلوبول قرمزه، بنابراین واقعا مقرون به صرفه نیست که ما به یه فردی که آنمی که ترومبوسایتوپنیا داره یا اختلال انعقادی داره خون کامل بدیم. پس چه کار بکنیم؟ میایم از خون کامل مشتقاتش رو جدا میکنیم، یعنی میایم اول سانتریفوژ میکنیم، اولین سانتریفوژ پکسل جدا میشه و یک ماده کیسه زرد رنگی که شامل پلاسما و پلاکته و بهش میگن پلاسما ریچ پلاتلت یا پی آر پی به این ترتیب به دست میاد. پکسل رو به هر حال برای کسی که آنمیک باشه لازم این رو استفاده خواهیم کرد که بعد من توضیح خواهم داد، ولی خون احمد آقا بهتره که پلاسماش هم جدا بشه و پلاکتش هم جدا بشه. آیا بهتره ما پی آر پی به کسی که ترومبوسایتوپنی داره بدیم، یعنی هم پلاسما بدیم هم پلاکت؟ نه، یه نفر ممکنه پلاسما اینو بخواد، یه نفر دیگه پلاکتش رو بخواد. پس بنابراین دوباره میام خون احمد
صندوق رو سانتریفوژ میکنیم. این دفعه ما یک کیسه پکسل داریم، یک حتی از این پلاسما هم میتونیم مشتقات پلاسمایی احمد آقا رو استخراج کنیم، یعنی آلبومینش رو بگیریم، ایمنگلوبینش رو بگیریم، فاکتورهای نقادی رو جدا کنیم. پس بنابراین احمد آقا اومده سازمان انتقال خون 450 سیسی از 5 لیتر خون خودش رو اهدا کرده و ما از این 450 سیسی فراوردهای سلولی مثل گلوبول قرمز و پلاکت ما گرانوسی در ایران نداریم، فراوردهای پلاسمایی کرایو و پلاسمای FFP بهش ازش گرفتیم و حتی دلمون بخواد میتونیم از پلاسماش هم مشتقات پلاسمایی مثل آلبومین، ایمنگلوبولین و غیره بگیریم. این گلوبول قرمز احمد آغاز گلوبول خونی او که رفته توی طبقه گلوبولای قرمز او در یخچال 2-8 درجه در بانک خون حفظ شده که به موقع ببینیم قسمت کی میشه به اون تزریق بشه. حجم گلوبول قرمز وقتی که پلاسما ازش جدا بشه، اون خون کامل وقتی پلاسما جدا بشه، حجم اون RBC ها یه چیزی حدود 200-300 سیسی. چون پلاسما جدا شده هماتوکریتش رفته بالا. هماتوکریت خون کامل هماتوکریت احمد آغاز که یه چیزی حدود 45% ولی وقتی که پلاسما جدا میشه هماتوکریت این RBC که از احمد آقا گرفتیم یک دفعه به حدود 75% میریزه، پس هماتوکریتش بالاست. موارد استفاده این گلوبول قرمز تو مریضی است که کم خونی داره، یعنی آنمی داره، نه هر آنمی، آنمی که علامت دار باشه، فردی است که تاکیکارد، تاکیپنس، برادیکارد، آپنه میکنه، خسته است، فشارش افتاده پایین، بنابراین هر آنمی احتیاج به تزریق خون نداره. برای اینکه تسهیل بشه تزریق این پکسل با این غلظت، ما میتونیم از ست‌های تزریقی به شکل وای استفاده کنیم، یعنی همراه سالی نرمال بدیم. در حال چیزایی که همراه RBC ما میتونیم بدیم سالی نرمال هست، گاهی اوقات میگن آلبومین هم میتونیم همراهش بدیم، وگرنه هیچ ماده دیگه، هیچ سروم دیگه رو نمیتونیم همراه RBC همزمان از یک ست به مریض بدیم. وقتی که ما این خون رو به یک فرد بالغ میدیم، در واقع هر یک کیسه‌اش در واقع میتونه یک گرم در دسیلیت هموگلوبین و 3% هماتوکریت رو ببره بالا و در بچه‌ها 2 برابر این میاد. نکته‌ای که هست اینه که از زمانی که پکسه از بانک خون بیمارستان خارج میشه باید ظرف 30 دقیقه به بیمار تزریق بشه، یعنی خانم پرستاری که یا آقای پرستاری که در بخش هستش وقتی میخواد خون رو درخواست کنه باید پیش بینی کنه که این فرد الان ستش آماده است، رگش مناسب رو داره و در واقع همه چی آماده است، این فرد الان قراره که توی بخش باشه 3-4 ساعتی که فراورده میگیره و بعد بره زنگ بزنه بانک خون. ما الان خدمانمون میفرستیم شما این پکسل بیمار تاجیک رو به ما بده. در بالغی اینجا اگر کمتر در این حدود 20% حجم خون به طور سریع از دست بره ما میتونیم از پکسل استفاده کنیم. اگر مریض ما هموگلوبینش کمتر از 7 باشه و علامت دار باشه و یا مریضی باشه که یا آنمی مزمنی داشته باشه که به درمانهای معمولی جواب نداده و علامت داره، در چه مواردی از پکسل 7-9 رو ما میتونیم ترانسفیوژن انجام بدیم که اکسیژناسیون بافتی رو در واقع تامین کنیم، به خصوص اگر مریض تپش قلب داره، سردرد داره، سرگیجه داره، تنگی نفس داره، ولبینگش تحت شعاع قرار گرفته و آنمی هم داره، میتونیم از تزریق خون کمک بگیریم. بیمارانی که تالاسمی ماژور دارن هر 21 روز باید تزریق خون بشن به طوری که هموگلوبینشون رو بتونیم بالای 10 نگه داریم. و توی بچه‌هایی که بالای 4 ماه هستن اگه می‌خوایم ببریم اتاق عمل این عمل جراحی انجام بدیم بهتره هموگلوبین رو به بالای 8 برسونیم. اگر هموگلوبین بیشتر از 15% حجم خون مثلا به دنبال یه خونریزی گوارشی مریض خون از دست داده، ما بهتره که بهش در واقع و به مایعات هم و ترکیبات کریستالوئید و کلوئید هم جواب نداده میتونیم خون بدیم.
اگه بچه ایست که تو آی سی او خوابیده به شدت دیسترس تنفسی داره و هموگلوبینش زیر 13 و حتی به دستگاه ونتیلاتور وصل شده و داره اکسیژن میگیره، بهتره که ما حمال اکسیژن رو هم به صورت آر بی سی وارد بدنش کنیم. یعنی هموگلوبین زیر 13 در مریضی که دیسترس شدید تنفسی داره بهتر هستش که بهش خون بدیم، چون ما اکسیژن داریم میدیم، ولی وقتی گلوبول قرمزی نباشه که باند بشه به این اکسیژن کار ما خراب میشه. بنابراین در دیسترس شدید عدد 13، در دیسترس های متوسط ما با عدد 10 معمولا ترانسفیوژن خون رو انجام میدیم. در بچه‌هایی که توی بخش خون بستری هستن و تحت کیموتراپی قرار گرفتن با هموگلوبین زیر 8 تزریق خون رو انجام میدیم. در کسی که در واقع کمخونی مزمن مثل آنمی آپلاستیک داره که به درمان طبی هم جواب نداده و علائم و نشانه های کمخونی داره، تاکید میکنم علائم و نشانه های کمخونی داره، ما میایم و با هموگلوبین کمتر از 8 حتی در مجزای آنمی آپلاستیک به دلیل که اینا خیلی سریع آلوئینیزه میشن با هموگلوبین کمتر از 5 هم ما میتونیم تا 5 هم صبر کنیم و بعد به اینا خون بدیم. در مریضایی که سیکل سل دارن عوارض مغزی پیدا میکنن، پریاپیس پیدا میکنه، اکوت چست سیندروم پیدا میکنه هم ما میتونیم تزریق خون رو انجام بدیم و وقتی که میخوایم ببریمش رو اتاق عمل و میخوایم غلظت هموگلوبین اسشون رو پایین بیاریم میتونیم از مانور تزریق خون استفاده کنیم. یا مریضی که استروک داره اصلا اینو بذاریم روی درمانهای ادواری تزریق خون. مواردی که نیاز به تزریق خون نیست، یه بچه‌ای که آنمی فقر آهن داره، یعنی آنمی میکروسیتیک داره که قویاً آنمی فقر آهن براش مطرحه، این مریض رو حتی با هموگلوبین 5 هم لازم نیست بهش خون بزنیم، اینو بهش آهن میدیم و چون مغز استخوان سالمی داره به محضی که آهن به این مغز استخوان گرسنه آهن میرسه خودش شروع میکنه خون سازی کردن. پس کمخونی فقر آهن ایندیکیشنی نداره تزریق خون، مگر اینکه دیگه مریض انقدر کمخون شده باشه که دیگه دچار علائم شدید کمخونی به صورت نارسایی های آتپود قلبی یا تاکیکاردی شدید، تاکیپنه، برادیپنه، آپنه و غیره شده، هایپوتنشن شده باشه. توی آنمی های پرنیشس، تو کمبودهای تغذیه‌ای، تو عدم جذب گوارشی، ترمیم زخم، لزوم نداره در مریضی که زخم داره بهش خون بدیم که ترمیم زخمش رو سریع تر بکنیم. توی آنمی هیمولیتیک ارثی مزمن فقط در یه شرایط خاصی ما کرایتریا داریم که مثلا مریض رتیکش بالایی 10% هموگلوبینش زیر 10%، در این موارد ما میتونیم به مریض آنمی علامت دار باشه خون بدیم. این که برای بهبود حال عمومی مریض چهرهش کمی سرخ و سفید تر بشه بهش خون بزنیم گناهه. بنابراین در مواردی هم که مریض آنمی مزمن داره فقط در دو حالت، یا خونریزی فعال داشته باشه یا علائم حیاتی ناپایدار میای متوسل میشیم به ترانسفیوژن خون. یادمون باشه اگر بدونیم که ترانسفیوژن خون یک شمشیر دو لبه است، برای هر درخواست خونمون استخاره خواهیم کرد. خب انواع گلوبول قرمز، آیا این خون احمد آقا که پکسل رو گرفتیم میتونیم پردازش های دیگه ای، فرایند های دیگه ای درش انجام بدیم؟ بله میشه کار کرد. ما گلوبولای قرمز کم لوکوسیت داریم، گلوبولای قرمز اشعه دیده داریم، گلوبولای قرمز شسته شده. ببینیم موارد استفاده اینا چیه. گلوبول قرمز گفتیم توش داخلش یه مقداری لوکوسیت هست، داخل این لوکوسیت ها ممکنه یه ویروسی به نام CMV باشه. مثلا احمد آقای ما چند سال پیش CMV گرفته یا عفونت ویروسی گرفته و این CMV در داخل لوکوسیت های اون جا خوش کرده. حالا میایم و خون این بنده خدا رو به یه فردی که CMV منفی هست میخوایم تزریق کنیم. خب معلومه اون آلوده میشه، CMVش بعد از تزریق خون احمد آقا مثبت میشه. پس یکی از راههایی که میتونیم در واقع خطر عفونت CMV رو کم کنیم اینه که گلوبول قرمزی که ایشون اهدا کرده و ما با سانتریفوژ از خون کاملش جدا کردیم رو بیاییم کم لوکوسیت کنیم. یعنی اگر 3 × 10^9 یعنی 3 میلیارد تخمین میزنیم لوکوسیت در داخل این کیسه خون هست، با عمل فیلتراسیون یا جدا کردن لوکوسیت ها از طریق فیلتر اون رو به عدد 5 میلیون برسونیم. در واقع ما بی لوکوسیت نکردیم ولی کم لوکوسیت کردیم،
یک کمی شانس ابتلای اون بیمار گیرنده رو به سی ام وی احمد آقا کمتر کرد. دومی کاری که باید بکنی، کاری که در واقع فایده ای که این گلوبولای قرمز کم لوکوسیت دارن اینه که گلوبول قرمز که لوکوسیت داره رو سطح لوکوسیت هاش HLA قرار گرفته. پس دیگه واقعا این که من گفتم پیوند واقعا دیگه در مورد این مسئله کاملا تایید میشه. ما گلوبول قرمز حاوی HLA احمد آقا رو وارد بدن گیرندش داریم میکنیم، یه پیوند داریم انجام میدیم. سیستم دفاعی این گیرنده که حالا فرض کنیم اسمش هست حسن آقا، در مقابل این گلوبولای سفید و HLA بی تفاوت نیست و آلو ایمونیزه میشه و این باعث واکنش های تبزا میشه. پس برای جلوگیری از واکنش های تبزا به دنبال تزریق خون، به خصوص اگر اون بیمار فریکوئنتلی ترانسفیوز میشه، باید خون کم لوکوسیت بدیم. خون کم لوکوسیت رو میتونن تو سازمان وقتی که از احمد آقا خون رو گرفتن همونجا فیلتر بکنن و گلوبولای سفیدش رو جدا کنن و میتونن از طریق ست خون فیلتردار در بدساید در بالین بیمار لوکوسیت ها رو جدا بکنه. البته که تو سازمان مرکزی وقتی خون کم لوکوسیت میدیم به مراتب بهتره، کیفیت این خون به مراتب بهتر از خونی است که بدساید بر بالین ما میایم کم لوکوسیتش میکنیم. وقتی که خون اگر میخوایم بدساید کم لوکوسیت بکنیم، توی این مدتی که خون توی یخچال بوده گلوبولای سفیدش یه مقدار سایتوکاین هم ساختن و این سایتوکاین ها میتونه در فردی که ترانسفیوژن درش انجام میشه باعث تب بشه. پس علت واکنش های تبزا به دنبال تزریق خون هم میتونه لوکوسیت ها باشه، آلو ایمونیزیشن باشه و هم سایتوکاین ها. بهترین روش اینه خون رو کم لوکوسیت بکنه. در داخل این 3 میلیارد گلوبول سفیدی که حالا ما تبدیلش کردیم با فیلتر به 5 میلیون گلوبول سفید، تعدادی تیسل هست. تیسل ها جنرال های ارتش بدن هستند. به اینها رو در واقع ذهن اینا رو فرمت کردن که هر جا رفتی با یه بافت بیگانه مواجه شدی باید در مقابل عکس العمل حاد نشون بدی. خب حالا فرض کنیم که خون احمد آقا تیسل های خیلی در واقع شجاع و برنده‌ای داره، فرمت شدن که اینا با خون بیگانه مقابله کنن و اتفاقا خون حسن آقایی هم که قراره که خون احمد آقا رو بگیره مبتلا به یک بیماری بدخیم شیمی درمانی بسیار سنگینی داره میشه، حتی قراره پیوند شده و کاملا سیستم دفاعیش در حالت تسلیم و این اتفاقی که ممکنه بیفته این هستش که این تیسل های احمد آقا بیان و شبیه خون بزنن به بدن حسن آقایی که خودش هزار تا مشکل داره و جی وی اش دی اتفاق بیفته، گرافت ورسوس هاست دیزیز. این اتفاق در بالین در همون لحظه نمیفته، یه ماه بعد حسن آقا وقتی مرخص میشه از بیمارستان، یک ماه بعد با راش‌های پوستی با ایکتر و یا با اسهال مراجعه میکنه. فقط ذهن تیزبین یه پزشک که میتونه فکر کنه که نکنه مریض من جی وی اش تی به جی وی اش ترانسفیوژن ریلیتد گرفته. حتی ممکنه در این فردی که به دنبال ترانسفیوژن جی وی اش تی بگیره پان سایتوپنیک هم بشه. خب ما این تیسلا رو که نمیتونیم دونه دونه با آهن رو با خارج کنیم، تنها چارش اینه که با اشعه دادن، اشعه دیگه یونیزان، اونا رو از کار بندازیم، این جنرال ها رو ضرب مغزیشون بکنیم، نذاریم اینا بیان و علیه بدن گیرنده جی وی اش تی ایجاد کنیم. پس بنابراین برای جلوگیری از جی وی اش تی تنها راهی که بلدیم این است که خون رو در واقع اشعه دیده بکنیم. پس اشعه دادن خون ضرری برای خون ایجاد نمیکنه، صدمه ای به خون نمیزنه، حتی به پلاکت ها اگر پلاکت رو اشعه دیده بکنیم هیچ ضرری براش نمیده. فقط کاری که اتفاقی که میفته این هستش که ممکن هست این یک کمی پتاسیم این خون بره بالا، که در چنین مواردی خب اگر بچه نوزاد باشه باید احتیاط کنیم و آدمای بزرگ اگر کلیه سالمی داشته باشن هم خیلی مسئله ساز نیستش.
به کیا خون اشعه دیده بدیم؟ نوزاد زیر 1.5 کیلو، نوزادی که در داخل رحم مادر تزریق خون شده، فردی که از بستگان درجه 1ش داره خون میگیره، کسی که دچار نقص ایمنی مادرزادی تیسل هست، کسی که پیوند شده، کسی که دچار در واقع یک سندروم دیجورش هست. حتی در مورد HIV واقعا لازم نیست خون اشعه دیده بکنیم. و نقص ایمنی تیسل در افرادی که به قول معروف به طور مادرزادی اشکال دارن یا به دنبال شیمی درمانی های خیلی سنگین، مثلا در مریضای هاشکینی یا مریضایی که ریلپس های متعدد داشتن و ما اومدیم از داروهای گام دوم سوم شیمی درمانی استفاده کردیم، میان خون رو اشعه دیده بکنیم. سومی خونی که این خون احمد آقا، ما میتونیم این پکسلش رو شسته شده بکنیم. چرا شسته شده؟ احمد آقا علاقه زیادی به شکلات داره و مرتب شکلات میخوره، یا مثلا یه پروتئین در واقع یک نوع پروتئینی رو مصرف میکنه که از قضا حسن آقایی که کاندید گرفتن خون احمد آقا هست به این پروتئین آلرژی داره و از قبل هم IgE ساخته. خون احمد آقا رو که به ایشون میزنن بلافاصله لباش شروع میکنه ورم کردن، چشماش ورم میکنه، صورتش ورم میکنه، یک کمی ممکنه خیلی شدیدتر کهیر بزنه، دچار خارش تمام بدن بشه، شدیدتر که باشه ممکن دچار دیسترس تنفسی بشه، دچار استرایدور بشه، ویز پیدا بکنه و حتی دچار آنافیلاکسی و مرگ. برای اینکه ما این فرد رو دیدیم که واکنش های آلرژیک پیدا میکنه و ممکن دوباره احتیاج به خون پیدا بکنه و این فرد پتانسیل آلرژیک بودن رو داره، میایم و میگیم آقا این حسن آقای ما احتیاج شده که اگر خون میخواد بگیره خون شسته شده بگیره، خونی که فاقد همون یه ذره پلاسما هم نباشه، که داخل اون پروتئینی باشه که آلرژن باشه. بنابراین یکی از ایندیکیشن های خون شسته شده در واقع تزریق خون به فردی است که آلرژی به پروتئین های پلاسمایی داره. دومین ایندیکیشنش اینی که گفتیم احمد آقا آدم سالمی است، IgE دفیشن نیست، ولی حسن آقا بررسیایی که کردن دیدن ایشون اصلا IgE دفیشنته. بنابراین IgE یه آنتیبادیز پروتئین وارد بدن احمد آقا حسن آقا که بشه باعث ایجاد آلرژی و حتی آنافیلاکسی میشه. پس بنابراین باز ترجیحاً که باید به این حسن آقا خون یه فردی که IgE دفیشنت هست رو بدیم، ولی اگه امکانش نبود میایم خون احمد آقا رو شستشون میدیم. 3 بار کیسه خون این به خدا رو باز میکنیم، توش سالین نرمال میریزیم، خالی میکنیم، سالین میریزیم، خالی میکنیم. به این ترتیب پلاسمای اون رو در واقع خارج میکنیم. شما فکر کنید یه بطری پر مایه دستشویی، اینقدر هی آب میریزین آب میریزین تا این کفا خارج بشن. گلوبول شسته شده هم همینطوری، با 3 بار سالین زدن هی سالین میریزیم خارج میکنیم، سالین میدیم خارج میکنیم، تا پلاسماش با این سالینایی که خارج میکنیم در بیاد و به این ترتیب این پکسل شسته شده است. منتها یک اتفاق این وسط میفته، ما کیسه خون این فرد رو بازش کردیم و دیگه نمیتونیم این کیسه رو بذاریم توی یخچال به مدت 35 روز نگه داریم. اگر مثلا 10 روز از عمرش گذشته بگیم 25 روز دیگه عمر داره. این خون چون سیستم کیسش باز شده، خونیست مستعد آلودگی های باکتریال و از زمانی که ما شستیم باید ظرف 24 ساعت تزریق بشه. اگر نشد باید امها بشه، یعنی بریزیم دور، به درد هیچ کس دیگه ای نخواهد خورد. خب من دیگه از اینا میگذرم. پس خون گفتیم خون اشعه دیده فقط در GVHD و این دستگاهی است که ما به سرعت خون رو میذارن توش، چند دقیقه بعد در میاد و در واقع اشعه دیده و تیسلاش از بین میبرن. یادمون باشه که چه فراورده ای رو اشعه میدیم، فراورده که سلول داشته باشه.
برابر این ما فرآورده‌های سلولی مثل پکسل، خون کامل، پلاکت، اگه گرانولوسیت داشته باشیم اونو میتونیم اشعه بدیم، ولی لازم نیست پلاسما، کرایو اینا رو اشعه بدیم یا آلبومین رو اشعه بدیم، ایمنگلوبولین رو اشعه بدیم، تو اونا سلولی وجود نداره که اشعه بدیم. گلوبول قرمز منجمد. بیاییم بگیم که احمد آقا رفته این دفعه چند بار خون داده، تقریبا هر 8 هفته یک بار میاد خون میده. یه نفر بهش میگه که تو که این همه میری هر 8 هفته خون میدی، برو بگو که این خون رو برای خودت نگه دارن، اگه یه وقت خدایی نکرده یه بیماری پیدا کردی خون خودت رو بهت بزنن. ایشون هم از این پیشنهاد استقبال میکنه، میره سازمان میگه این دفعه من میخوام خونم رو برای خودم نگهداری. میگن اشکال نداره، این کار رو ما میکنیم، میان گلوبولای قرمزتون رو منجمد میکنیم. با چی؟ با گلیسیرول. به خون تازه احمد آقا و پکسل تازهش میان در گلیسیرول اضافه میکنن و در منهای 65 تا منهای 200 درجه میتونن تا حد اکثر 10 ساعت این خون رو نگه دارن، برای اینکه ایشون بتونه از ترانسفیوژن مدل اوتولوگ برخوردار بشه. یا اینکه یه فردی است که آی جی دفیشنت، من گفتم حسن آقای ما آی جی دفیشنت، اتفاقا یه آقای پیدا شده در شهر شیروان که ایشون آی جی دفیشنت، ولی و شبکه سازمان در واقع متوجه میشن که ایشون آی جی دفیشنت، ایشون رو پیشنهاد میکنم یا آقا بیا خون اهدا کن، ما این خون رو برای افراد آی جی دفیشنت استفاده میکنیم. این آقا هم میاد و خونش رو اهدا میکنه، این خون رو منجمد میکنن، برای اینکه فردی مثل حسن آقا که کمبود آی جی داره، ریاکشن های آلرژیک شدید، آنافیلاکسی پیدا میکنه، بتونه از خون این آقا برخوردار بشه. این خونا رو میشه در منهای 65 تا منهای 200 درجه تا حدود 10 سال نگهداری کرد. ولی اگر این خون رو از حالت انجماد در بیاریم، باز باید در عرض 24 ساعت مصرف کنیم، چون سیستمش باز شده. خب از RBC که بگذاریم، گفتیم که از خون کامل این مرد شریف پلاکت هم جدا شد، کیسه های پلاکت، هر کیسه پلاکت 50 سیسی بیشتر نیستش، کیسه های کوچولویی از طلای زرد، طلای مذاب زرد. پلاکت ها رو من میگم کارگرای راهداری جاده رگ‌های خونی. پلاکت ها تیکه های گوی مانند بسیار ریزی هستند که از غشاء مگاکاریوسیت ها جدا شدن، هسته ندارن، ولی در داخلشون کیسه هایی وجود داره، در واقع گرانول هایی وجود داره که داخل اونها مدییتور هایی هستن مثل سروتونین، مثل آتپه، که اینا میتونن مثل منوری باشن برای فراخوان پلاکت های دیگر. در سطح پلاکت گیرنده هایی وجود داره مثل گیرنده فونویلبران، گیرنده کلاژن، گیرنده فیبرینوژن، گیرنده های متعددی که به اونا قدرت چسبناکی رو میدن و این پلاکت ها درست مثل انگشت پتروس که تونست یه سوراخ سدی رو ببنده و شهری رو از در واقع زیر آب رفتن نجات بده، درست مثل انگشت پتروس هستن و اینا هستن که در واقع میان و هر سوراخ کوچیکی در جدار رگ بود بهش میچسبن، فعال میشن، مرورهای خودشون و اون مدیاتورهای خودشون رو آزاد میکنن، پلاکت های دیگه فراخوان پیدا میکنن به اون ناحیه. از طریق گیرنده های فیبرینوژنی، اینها مثل آجرهایی که خشتشون فیبرینوژنه و این آجرها رو فیبرینوژن به همدیگه وصل میکنه، یک گوی پلاکتی ایجاد میکنن و این گوی سوراخ‌های بسیار ریز دیواره رگ‌ها رو میبنده و به این ترتیب هستش که این در واقع جلوی خونریزی رو میگیره. کیسه های پلاکت محتوی این پلاکت ها هستن، پلاکت هایی که بهشون پلاکت رندوم میگن. عمر این پلاکت احمد آقا بعدی که تو کیسه شد بیشتر از 5 روز نیست. تو یخچال نباید نگرش داشت، هرگز پلاکت رو تو یخچال نباید نگه داشت، چون اصلا خاصیتش رو از دست میده. پلاکت در اتاق در 20 تا 24 درجه و روی دستگاه هایی به نام شیکر که مرتب تکون بخورن و به این ترتیب باعث بشه که اینا به همدیگه نچسبن و ایجاد بوی پلاکتی نکنن. اگر پلاکت باز شد و
اقدام به تزریق خون کردیم باید در عرض 4 ساعت مصرف بشه. این شیکر پلاکتیه، پلاکت پس توی یخچال نیست، توی حرارت اتاق بین 20 تا 24 درجه است. از زمانی که از بانک خون در میاد تا 30 دقیقه وقت هستش که وصل بشه به بیمار و به سرعت هم باید بدیم. عرض نیم ساعت تا یک ساعت به مریض میدیم. وقتی هم که باز شد تا 4 ساعت بعد باید دور ریخته بشه اگر مصرف نشه. یعنی امها باید بشه. به هیچ وجه پلاکتی که مصرف نشده به بانک خون مرجوع نمیشود. بانک خون دست رد میزنه به سینه پلاکت های مرجوع شده و پلاکت باید بندازن توی سطل آشغال و امها بشه. یادمون باشه فراورده های سلولی یا فراورده های خونی ارهاش، اگر ارهاششون مثبته بایستی به افراد ارهاش مثبت داده بشه و اینا رو نباید به یه خانومی که در سن بارداریست و باروریست، از نوزاد گرفته یه دختر تا در زنی که به سن منوپوز نرسیده و میتونه بارور بشه، در چه مواردی حتما اگر ارهاشش منفیه، چه پلاکت چه خون ارهاش منفی باید بگیره و ارهاش مثبت که توی این پلاسمای این پلاکت ها هست میتونه برای اینها، برای بچه دار شدن اونها و نوزادشون خطرناک باشه. پلاکت به دلیلی که توی اتاق نگه می‌دارن واکنش‌های تبزا درشون خیلی شایع است و احتمال عفونت‌های باکتریال به دنبال مصرف پلاکت بیشتر از سایر فراورده‌ها هستش. من چون زیغ وقت داریم این آمار رو دیگه حذفش می‌کنم و این در مورد شمارش پلاکت و ایندیکیشن هاست هست که توی هر کتابی نوشته شده. در تزریق پلاکت احتیاج به کراس مچ نیستش، ولی بایستی پلاکت چون در داخل اون 50 سی سی پلاسما در واقع شناور هست، حتما باید پلاسمای این پلاکت با آر بی سی های گیرنده در واقع سازگاری داشته باشد. یعنی که یادمون باشه پلاکت و پلاسما گروه خونی AB در واقع دهنده همگانی است، در حالی که آر بی سی گروه خونی O دهنده همگانی است. پلاکت رو هم باید با ست تزریق خون انجام بدید. منع مصرف پلاکت تو مریضی است که آی‌تی‌پی داره. در مریض آی‌تی‌پی ما روش های دیگه درمانی مثل IVIG، کورتون، وینرو یا آنتی دی داریم یا اخیراً انپلیت داریم که میتونه کمک کنه پلاکت رو بیاره بالا یا کوکتل اینها، و به هیچ وجه دادن پلاکت فقط و فقط در شرایطی جایزه که مریض خونریزی مغزی کرده، مریض رو دارن میبرن اتاق عمل جراحی بکنن. در این موارد هم پلاکت باید اینفیوژن بشه، نه اینکه این پلاکت رو بدیم 6 ساعت بعد مریض رو ببرن اتاق عمل. در تی تی پی، در اچ یو اس، در مریضی که دچار هیت یا در واقع ترومبوسایتوپنی ناشی از هپارین شده، در مصرف پلاکت منع نسبی داره. در کسایی که سپتیسمی دارن و یا کسایی هستن که اسپلومگالی خیلی هیوج دارن، ممکن تزریق پلاکت چندان کمکی نکنه. وقتی که مریضی کمبود پلاکت داره، اگه تب کرد، نباید از ایبوبروفن یا آسپرین استفاده بکنیم، به خاطر اینکه اینا ترومبواستنی میدن. این مریض بالقوه ترومبوسایتوپنی داره، پلاکت بهش دادیم، حالا میخوایم پلاکت رو با آسپرین ضعیفش بکنیم. بنابراین در چنین مواردی بهترین تبر برای تب ناشی از پلاکت استامیافرین هستش. آقای احمد، آقای ما یک دوستی داره که مبتلا به در واقع آنمی آپلاستیکه. این آقا از بس بهش پلاکت دادن، به پلاکت ها آنتیبادی ساخته، آلو ایمونیزه شده. ایشون احمد آقا به عنوان یک اهدا کننده در واقع مکرر تصمیم گرفته که بره و پلاکت این دفعه اهدا بکنه. میره به سازمان و میگه من میخوام برای اهدای پلاکت اومدم. ایشون رو هدایت میکنم به اتاقی که دستگاهی وجود داره به نام دستگاه آفرزیس. ایشون میشینه، رگش رو میگیرن و به دستگاهی وصل میکنن. خون احمد آقا از بدنش یواش یواش خارج میشه، پلاکتش جدا میشه، دوباره به بدنش وارد میشه. با این روش از احمد آقا یک کیسه 50 سی سی پلاکت دیگه نمیگیرن. یک مقدار زیادی ظرف یک ساعتی که ایشون زیر دستگاه هست ازش پلاکت میگیرن، حدود 300 سی سی پلاکت میگیرن. این
پلاکت که توی یک کیسه است 300 سی سی است، یعنی 250 تا 300 سی سی، معادل 6 واحد پلاکت 50 سی سیه، ولی فقط از یک نفر گرفته شده، بهش میگن پلاکت سینگل دانر یا آفرزیس. پس بنابراین ما یک پلاکت رندوم دانر داریم که یک کیسه کوچولوی پلاکتی که از یک واحد خون گرفته شده، یک پلاکت آفرزیس یا سینگل دانره که یه نفر داوطلب میره به دستگاه آفرزیس، میاد و 300 سی سی در واقع حجم اون پلاسمایی که داخلش پلاکت وجود داره. و یک حالت دیگه هم که یک اصطلاحی که تو کتابا میخونیم پولت پلاتلت، این پولت پلاتلت با سینگل دانر فرق میکنه. اینجا ما 6 تا کیسه 4 تا 6 تا کیسه پلاکتی رو به درخواست اون بانک خونی که هست تو یک کیسه میکنن، یعنی 6 واحد مثلا پلاکت او مثبت رو میریزن تو یک کیسه 2300 سی سی و اینو تحویل از بانک خون میدن. که این پولت پلاتلت چون ما کیسه رو باز کردیم، همه کیسه های کوچولو کوچولو رو تو یک کیسه کردیم، باید در عرض 24 ساعت استفاده بشه. ولی پلاکت سینگل دانر یا معمولی اون رو در عرض یک هفته میتونیم استفاده کنیم. دوز پلاکت چقدر هستش؟ دوز پلاکت در واقع در کودکان ما به ازای هر یک دوز استاندارد پلاکت به صورتی است که در کودکان ما به ازای هر 10 کیلو میتونیم یک واحد پلاکت بدیم. اگر میخوایم پلاکت بالاتر بشه میتونیم به ازای هر 5 کیلو یک، پس به ازای 5 یا 10 کیلو یک کیسه پلاکت میتونیم بدیم. یعنی اگه یه بچه 20 کیلو دو تا کیسه پلاکت کفایتش میکنیم. بیشتر ندیم، به خاطر اینکه پلاکت در داخل پلاکت در سطح پلاکت میتونه HLA وجود داشته باشه. یه مقدار از این HLA از میوکاریوتیک جدا شده، یک مقدار از HLA های محلول در پلاسما هستن که چسبیدن روی پلاکت. پس بنابراین پلاکت HLA میتونه داشته باشه و خطر آلو ایمونیزیشن ایجاد بکنه. در بالغین هم 5 تا 10 7 8 واحد پلاکت میتونیم بدیم. یک سینگل دونور معادل 6 واحد پلاکت رندوم دونور هستش. و بالاخره برسیم سراغ فاکتورهای پلاسما، فرآورده‌های پلاسمایی، پلاسمای تازه منجمد. ما پکسل رو جدا کردیم، پلاکت رو جدا کردیم، اون چی که موند پلاسماست که این پلاسما رو ظرف 6 ساعت باید به سرعت فریزش بکنن و در کمتر از منهای 35 درجه این رو در واقع قرار میدن، 25 درجه قرار میدن و تا 2 سال ما میتونیم اون رو نگه داریم. در منهای 18 درجه در فریزرهای معمولی تا 1 سال قابل استفاده هستش و اگر تو فریزرهای مخصوص در منهای 65 درجه باشه تا 7 سال ما میتونیم پلاسما رو نگه داریم. یادمون باشه پلاسما به عنوان سروم نباید استفاده کرد، برای درمان شوک نباید FFP استفاده کرد، برای کسی که میخوایم حالش رو بهتر کنیم FFP نمیدیم، اگر ایمنگلوبولین داخل وریدی نداریم جاش پلاسما نمیدیم، اگر یک فرد سوء تغذیه داریم و میخوایم TPNش کنیم بهش یک روز در میون پلاسما آمینوفیوژن نمیدیم، اگر یک مریضی سوختگی داره به عنوان پلاسما برای ترمیم زخمش نمیدیم. پلاسما فقط در ارتباط با اختلالات انعقادی است. کسی که PT و PTTش مختله، کسی که بیماری کبدی داره و مالتیپل کواگولیشن فاکتور دفیشنسی داره، کسی که DIC میکنه، کسی که TTP میکنه، کسی که داره وارفارین مصرف میکنه، الان آپاندیسیت گرفته میخوان ایمرجنسی ببرنش توی در واقع اتاق عمل و پیچیش طولانیه، در چنین مواردی FFP مریض میدیم. در مریضی که در واقع کمبود مهار کننده کلین استراز داره در این مواقع ما میایم FFP میدیم و
در انتقال خون مسیر، یعنی کسی که به اندازه 2 تا 3 حجم خونش بهش خون دادن در یک کسی که تصادف کرده، سانحه‌ای بهش خونریزی مسیر داره، خب در این مواقع به هر حال فاکتورها یه مقدار زیادی سیتراتی که وارد بدن میشه خود اینا میتونه باعث اختلالات کوآگولیشن بشه و اینها رو به اینا پلاسما میدیم. ولی پلاسما برای ترمیم زخم نیست، برای درمان سوء تغذیه نیست، برای بالا بردن سیستم دفاعی بدن نیست، فقط در رابطه با انعقاد. دوز پلاسمایی که در این مواقع به جا استفاده میکنیم 10 تا 20 سی پر کی جی است و معمولا ما میتونیم این پلاسما یه حجم حدود 250 سی سی داره به طور در عرض 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم بر اساس تحمل بیمار تزریق بهش بکنیم. کرایو پرسیپیتانت چیه؟ کرایو پرسیپیتانت در واقع اون پلاسمای منجمد رو توی یخچال وقتی که ذوبش میکنی یک رسوبی ازش آزاد میشه. اون رسوب رو اگر جدا کنیم و بقیه پلاسما رو جدا بکنیم ازش، اون رسوب کرایوز، کرایو یعنی در یخ، در سرما رسوب اتفاق افتاده و مقدار زیادی در داخل کرایو، این هم یه چیزی حدود 50-60 سی سی این رسوبه که از پلاسما جداش میکنیم و این رسوب دارای فیبرینوژن، فاکتور فون ویلبراند، فاکتور 13 و فاکتور 8 هستش. اون پلاسمایی هم که روی اون هست میشه دیگه پلاسما کرایو پور پلاسما، که در تی تی پی از کرایو پور پلاسما میتونیم استفاده بکنیم. ما درخواست خون رو گفتیم، فرمای درخواست خون داریم. من نمیدونم تا کی وقت دارم ولی فکر کنم یه 5-6 دقیقه دیگه با توجه به اون برنامه سرود و افتتاحیه وقت داشته باشیم. این فرمای درخواست خون، حالا که فراورده رو شناختیم، فهمیدیم که به کدوم مریض باید بدیم. استاد شما یه 2-3 دقیقه دیگه وقت دارید چون دوستان سوال دارن، یه ذره تایم برای شما. بله، من بعضی از قسمت ها رو فکر میکنم حذف کنم چون دیگه خیلی مفصل میشه. این فرمای درخواست خونه، دوستان عزیز دانشجو پس فردا انترن میشین، رزیدنت میشین، این فرما رو با دقت باید پر بکنین. هر خط این فرما برای ما ارزش حیاتی داره. گاهی اوقات یه اشتباه شما، یه اشتباه سرانگشتی شما باعث میشه که تمام مثل دومینو باعث خراب شدن وضعیت بشه. هر فرمی رو که پر میکنین فکر میکنین این فرم رو برای یک عزیزتون داری پر میکنین. هر فرم تزریق خون رو که پر میکنین احساس کنین که یکی از نزدیکترین عزیزانتون هست که این فرم تزریق خون رو دارین برای اون پر میکنین. و با این نگاه این فرما رو با دقت پر کنین. پرستارای عزیز باید دقت کنن برای اون قسمتایی که مربوط به خودشون هست رو دقت کنن. من فقط همینجا یه اشاره میکنم در مورد این فریزر، یخچال و شیکر، 3 تا در واقع وسیله عمده در داخل بانک خون هست و یک مانیتور و خون کامل و پکسل در یخچال منهای 2 تا 8 درجه نگهداری میشه. پلاکت در اتاق 20 تا 24 درجه و پلاسما هم در فریزر 18 درجه نگهداشته میشه. زمان انقضای فراوردهای خونی، خون کامل و پکسل 35 روزه، پلاکت 7 روزه و پلاسما اگر در منهای 18 درجه نگه داشته باشه تا 1 سال میتونه نگه داشته بشه و کرایو هم همینطور. گروه خونی، خون کامل باید کاملا همگروه باشه فردی که گیرنده و دهنده. گلوبول قرمز متراکم باید گروه خونی کیسه با پلاسمای گیرنده سازگار باشه. پلاسمای تازه باید گروه خونی کیسه با گلوبول قرمز گیرنده سازگار باشه. پلاکت هم همینطور و کرایو احتیاج به گروه خونی نداره و به هر حال من این جدول در واقع نشون میده که گروه خونی که به همه میخوره در مورد RBC ها O، در مورد پلاکت و پلاسما AB. گروه خونی که همه خونها رو میتونه بگیره AB در مورد RBC و در مورد پلاسما و پلاکت اوه. پس او گیرنده همگانی پلاسماست و دهنده همگانی RBC. AB گیرنده همگانی RBC
و دهنده همگانی پلاکت و در واقع پلاسما هستش. من دیگه در مورد آزمایشات قبل از تزریق خون و کراس ماچینگ صحبتی نمی کنم. فقط یادتون باشه فراورده های سلولی هستن که احتیاج به کراس ماچ دارن. در مورد پلاکت میتونیم بکنیم میتونیم نکنیم. فراورده های پلاسمایی، آلبومین، پلاسما، کرایو اینا احتیاج به کراس ماچ ندارن. یادتون باشه که اگر برای کراس ماچینگ هیچ کس نمیاد کیسه رو باز کنی سوزن بزنه نمیدونم از کیسه خون بکشه سمپلینگ بگیره، بلکه یه چیزایی به کیسه خون آویزون شده به این کیسه ها به نام کورد. هر مسئول بانک خون هر بار که میخواد آزمایش های لازم انجام بده یکی از این کوردا رو میکنه. یادتون باشه برای کراس ماچینگ یکی از این کوردا حروم میشه. اگر شما خونی رو کراس ماچ بکنید و بعد نخواین انجام بدین، در واقع یک بار یک دونه کوردو حرام کردید و باعث شدی که یک بار اگه قرار باشه مسئول بانک خون همه این کوردا رو مصرف کرده باشه یک دونه کورد بخواد برای یعنی خیلی زود این کوردا که مصرف بشه دیگه باید خون امها بشه. پس یادتون باشه اگر برای کسی میخواد بره اتاق عمل تزریق خون میخواین انجام بدید، اگر واقعا تزریق خونش مستحبه یا اینکه امکان داره که این تزریق خون انجام نشود، کراس ماچ درخواست نکنید، فقط خون رو رزرو کنید. کراس ماچ زمانی انجام بشه که متخصص جراح یا بیهوشی درخواست خون بکنید، چون کراس ماچینگ رو سریع انجام میدن. ولی اگر خونی است که حتما باید در اتاق عمل تزریق بشه، مثلا یه مریضی که عمل جراحی خیلی بزرگی داره خونریزی میکنه یا اینکه در واقع عمل جراحی قلب باز داره انجام میشه، کراس ماچینگ خون واجبه. ولی رزرو خون برای اعمال احتمال ترانسفیوژن خون نباید درخواست کراس ماچ انجام بشه. شما میگی خون همگروه هم ارهاش یا خون بی خطر هر چی هست رو برای من رزرو کنید، کراس ماچینگ فقط زمانی انجام میشه که در داخل اتاق عمل ایندیکیشن تزریق خون داشته باشه. من بحثم رو همینجا تمام میکنم. امیدوارم که تونسته باشم یه مقداری شما رو با علم آشنا بکنم. ممنون. سوالی هست من در خدمتتون هستم. خیلی ممنون، متشکرم خانم دکتر شاهغالی عزیز. من فکر میکنم یکی از شعارهای اصلی یوسن علم بدون مرز و امروز که روز جهانی در واقع اهدای خونم هست، این هدیه آگاهی که از جانب شما دریافت کردیم که از بهترین ثمراتی بود میتونست داشته باشه و در راستای کسب علم بدون مرز و حتی در یک تعداد کم در این 150 نفری که هستیم اگه بتونیم یک گام آگاه تر بشیم و اورینته بشیم نسبت به خیلی از مسائل میتونه خیلی موثر باشه. مخصوصا من نمیخوام پرحرف بکنم، اما این رو هم بگم خیلی از ما فکر میکنیم که اهدای خون و تزریق خون خیلی پروسه ساده ایه، در حالی که این مسئله تزریق خون مثل یک پیوند میمونه و اگر در واقع بی‌دقتی صورت بگیره یا این ناسازگاری به وجود بیاد، متاسفانه میتونیم بیماری که به قصد بهبودی در واقع داره خون رو دریافت میکنه اکسپایر بشه و از دستش بدیم و اینه که شاید باید خیلی بیشتر توجه بکنیم نسبت به این مسئله مهم. عزیزان سوال هر سوالی که داریم لطفا بپرسید، من در کامنت ها میخونم. آقای عبدالخالق توحیدی پرسیده بودن کسانی که خون دماغ میشن دچار کمبود خون میشن یا نه، سوالی بودی که آقای توحیدی پرسیدن. ببینین اینطوری اگر باشه با یه خون دماغ، خب اگه خیلی طولانی مدت باشه، حجمش زیاد باشه، غیر قابل کنترل باشه، با گرفتن سی بی سی ما میتونیم بگیم که کمخونی اتفاق میفته. یه خانومی که در ماه منس میشه در واقع یه مقداری حجم خون از دست میده، ولی مغز استخوان سالم یه مغز استخوانی است که حجمای تا یه حدی که کمتر از 10-15% حجم خون وقتی از دست نرفته باشه، یک مغز استخوان سالم به راحتی اونو میتونه جبران بکنه. ما خیلی از موارد هست مریضایی هستن که خونریزی دارن، خونریزی مزمن داشتن، هموگلوبینشون افتاده پایین، ما با دادن آهن در واقع و بدون اینکه نیاز به حتی یک قطره خون بیگانه وارد بدنشون بشه، خون رو حجم خونشون طبیعی شده. هر خونریزی در درجه اول
باید منبع خونریزی درمان بشه، یعنی اون عامل خونریزی دهنده رو ما باید جلوش بگیریم، و دوم اگر اون عامل خونریزی دهنده در واقع جلوش گرفته شد، مثلا خونریزی گوارشی خون دماغ مزمن هستش یا خونریزی منس طولانی هست، تا زمانی که شما بهش اون عامل رو برطرف نکنین روش های درمانی موثر نیستن. وقتی که اون عامل رو برطرف کردیم با هورمون تراپی، با در واقع دادن داروهای آنتی اسید و غیره و هر چی که امکاناتی که بود، اگر آخرم تجویز میکنیم و در چنین مغز و استخوان سالم باشه، میتونه هموگلوبین رو به حد طبیعی برسونه. خیلی هم متشکرم خانم دکتر شاهغولی بزرگوار، خیلی ممنون و سپاسگزارم، واقعا استفاده کردیم از صحبتی ارزشمندتون. خسته نباشید حسابی، خدا قوت. من با شما خداحافظی میکنم و مجددا ممنون و سپاسگزار حضور ارزشمند شما هستم. من هم از همه عزیزان به خاطر اهمیت دادن به روز جهانی اهدای خون تشکر و قدرشناسی خودم رو به نوبه خود به عنوان یک کسی که در واقع در کار ترانسفیوژن خون همول ویجیلانس هستش میکنم، و 151 نفر میتونه به 151 ساعت از زندگیشون رو در واقع در اختیار من گذاشتن و به یک ساعت عمر من 151 ساعت ارزش معنوی بخشیدن. امیدوارم که دوستان عزیز این رسالت رو همینطور ادامه بدن، و من میتونم که هر کدوم از ما به تنهایی میتونیم علم ترانسفیوژن رو به همدیگه یاد بدیم و نذاریم عوارض غیر یعنی قابل ما به ترانسفیوژن به حد اقلش برسونیم. خیلی هم عالی، کاملا درسته، و ممنون از دیدگاه جذاب شما نسبت به این مسئله. من شما خداحافظی میکنم خانم دکتر، دعوت میکنم از جناب آقای دکتر کمال بصیری، متخصص طب اورژانس و استاد دانشگاه پزشکی تهران. آقای دکتر بصیری، ما شما رو داریم، آیا میخواییم که در واقع شما پرزنتر بکنیم؟ آقای دکتر بصیری که از پزشکای شدیداً با اخلاق و با سواد دوست داشتنی بیمارستان سینا، سرپرست اورژانس بیمارستان سینا هستن، که امروز قرار با افتخار در رابطه با مسمومیت های دارویی، اووردوز ها و مواد خیلی خطرناک که شاید برای خودکشی ها استفاده بشه در رابطه با این مسائل باشون صحبت بکنیم. آقای دکتر بصیری هستیم شما؟ محمد، آقای دکتر بصیری رو پرزنتر می‌فرمایید؟ آقای دکتر بصیری اگر هستین کامنت میذاریم برامون، یا لطفا اگه سند میفرمایید که پرزنتر کنیم شما رو. بله ببینم ضبط هم میشه دوستان عزیز. بسیار عمالی. آقای دکتر بی زحمت رو سند بفرمایید، الان در واقع دوستان شما پرزنتر میکنه. تغییر نقش انجام شد. سلام عرض میکنم خدمتتون، صدای منو دارین؟ بله آقای دکتر، صدای شما رو داریم، تصویر رو نداریم. بله خانم دکتر، فایل منو آپلود کردین؟ خانم محمد، بله من پلی میکنم براتون، آپلودش میکنم. خب اشکال نداره، من خودم الان آپلودش میکنم که مسئله پیش نیاد. آقای دکتر در صورت صلاح دید دوربینتون رو باز بفرمایید، من دوربینم میبندم. با افتخار در خدمت شما هستیم در رابطه با مسمومیت ها و انواع مسمومیت های دارویی و خوراکی. متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمتون. خیلی خوشبختم که در خدمت شما هستم. بسیار خوشبخت شدم که چهره نازنین و دوست داشتنی استاد مهربون خانم دکتر شاهگلی رو دیدم بعد از مدت ها و همینطور همه شما عزیزان رو. خدمت شما عرض شود که من امروز در خدمت شما هستم در مورد اصول کلی برخورد با مسمومیت ها، این که چطور با یک شرایط مسمومیت حاد برخورد کنیم. فقط اگر میشه لطف بفرمایید که به من یه هشدار بدین که چقدر وقت دارم. سلام، سلام خدمت همه. خانم دکتر محمد چقدر فرصت دارم؟ استاد حدود یک ساعت وقت دارید. الان 4:22 یعنی تا 5:22. فقط این که یک ساعت کامل با پرسش و پاسخ، یعنی اگه میخواد یه تایمی برای پرسش و پاسخ بذارید مثلا تا 4:10 صحبت کنید، 10 دقیقه آخرش برای پرسش و پاسخ باشه. چشم، خیلی ممنون. خب من کمال بصیری هستم، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی و رئیس بخش اورژانس بیمارستان سینا و همچنین رئیس مرکز مقاولات‌های بالینی دانشکده پزشکی. خیلی خوشحال و خوشبختم که در خدمتتون هستم. خب در مورد برخورد کلی با مسمومیت‌ها، هر چیزی حتی آب اگر که از توان فیزیولوژیک بدن برای جبران اون، برای متابولیسم اون فراتر باشه، میتونه تبدیل به یک ماده سمی بشه. پس بنابراین هر ماده خارجی بالقوه میتونه سمی باشه. حالا ما یه سری شرایط داریم که در برخورد با سموم، مثلا ممکنه آنافیلاکسی ایجاد بشه، یعنی واکنش های حساسیتی ایجاد بشه، یا اینکه ممکنه تصور بفرمایید که آسیب های محیطی مثل سوختگی و اینا ایجاد بشه که ما کاری با اون نداریم. الان بیشتر منظورمون مسمومیت ها هستن، دارویی و غیر دارویی. خب معمولا سموم از طریق یک تماسی وارد بدن ما میشن. ما 4 مسیر برای ورود سموم به داخل بدنمون داریم. خب طبیعتا یکی بل هستش، اینجستشن. ما میتونیم بعضی از چیزها رو به صورت خوراکی مصرف کنیم، مثل تعداد زیاد قرص و دارو و نمیدونم الکل و هر سم دیگه، اینا سموم خوراکی هستن. یک سری از سموم هستن، شکل کلارش ملازمه فرمایین، که اینا از طریق تماس پوستی جذب میشن و جذب پوستی دارن. برای مثال همه شما سالن تشریح رفتین، فرمالین که نوعی الکل هست میتونه جذب پوستی داشته باشه، یا همینجا کربنات کلسیوم میتونه جذب پوستی و آسیب پوستی داشته باشه، مسمومیت پوستی ایجاد کنه. یه سری اسیدا و بازها هم همینطور، اینا میتونن هم آسیب پوستی هم جذب پوستی داشته باشن. مثلا ملاحظه بفرمایید که این تصور بفرمایید که ما شرایطی داریم مثل شرایط انفجاری. خب اون نیتروگلیسرین موجود در TNT میتونه جذب محیطی بشه، خودش یه آسیب سوختگی ایجاد کنه، میتونه از پوست هم جذب بشه و مثلا باعث متهموگلوبینمی بشه. اینا رو باید مد نظر داشته باشیم. مسیر سوم مسیر استنشاقیه. خب طبیعتاً ما یک سری از سموم رو استنشاق میکنیم. برای مثال گاز کلور توی استخرا، مثلا دیدین که همه استخرا گاز کلور دارن، ترکیدن اون کپسول میتونه باعث استنشاق گاز کلور بشه. گاز سولفید هیدروژن یا اون چیزی که به عنوان گاز فاضلاب مشهور هست که توی پالایشگاه استفاده میشه، گازها معمولا به صورت استنشاقی منتقل میشن و باعث ایجاد مسمومیت میکنن. حالا ما یه سری هم ابیوز هم داریم یا میسیوز هم داریم. مثلا ایشون رو ملاحظه بفرمایید که داره یه نوعی آلکالوئید رو، یک ماده فرار شیمیایی رو، مثلا در اینجا اسپری رنگ، تینر یا هر چی، توی اون خدمت شما عرض شود که بگری آقای دکتر بصیری، من فکر میکنم که ارتباطمون با هاتون قطع شد. آقای دکتر صدا و تصویر قطع الان. احتمال مشکل در اتصال دارن. آقای دکتر الان بررسی میکنیم دوستان.
همالی چشم آقای دکتر. الان با محمد میشه لطفا مجدد با آقای دکتر دسترسی بدیم؟ خدمتتون، من فکر کنم که با گوشی متصل باشم راحت تر هست. خیلی هم خوب. خدمت رو هر شبت که بذاریم تا تنظیمشم بکنم که خب عرض کردم که ما یک سری از سموم هم داریم که اینها سموم تزریقی هستن. مثلا ممکنه کسی داروی رو به خودش تزریق کنه، مثل همین سوء استفاده از مواد تزریقی. میتونن بعضی از داروها، بعضی از اوپیویدها، بعضی از داروهای محرک به صورت تزریقی استفاده بشن. معمولا سوما به دو تا دستی اصلی تقسیم میکنیم، یکی اینتنشنال، یکی آن اینتنشنال. اینتنشنال یعنی عمدی، یک نفر عمدن یک چیزی رو با عنوان سم استفاده کرده، و آن اینتنشنال طبیعتاً یعنی اینکه غیر عمدی. اصلا ملاحظه بفرمایید که مواد شوینده در دسترس یک بچه هست و میتونه براشون خطرناک باشه و باعث آسیب غیر عمدی به بچه بشه. معمولاً شوینده ها مواد اسیدی یا خصوصاً مواد قلیایی قوی هستن که به عنوان پاک کننده استفاده میشن و مقدار جزئیشون میتونه باعث آسیب شدید به بچه ها بشه. در مورد اسیدا و قلیاها در ادامه بیشتر با همدیگه صحبت میکنیم. خب من نمیتونم برم اسلاید بعدی اینجا. استاد ما میتونیم براتون تغییر اسلاید بدیم؟ میخواید ما شیر کنیم؟ بله اگر که ممکن هست. عذر میخوام ازتون. خب اشکال نداره، من اینجا خودم بار دیگه شیرش میکنم. جنرال منیجمنت. خب الان درست شد. خب ملاحظه بفرمایید که ما خیلی از داروها و مواد سمی درون داریم که همه اینا میتونن بالقوه باعث ایجاد معصومیت بشن. برای مثال استر داروهای خوراکی، یا اینکه دراگ ها و آخه مواد مخدر واژه مناسبی نیست چون همشون مخدر نیستن، خیلیشون محرکن. داروهای غیر قانونی که در دسترس هستن میتونه، مثلا همین گیاهان، خدمت شما عرض شود که دارای خواص هالوسینوژن یا اینکه توهمزا، مثل ماریجوانا، مثل شیشه، مثل هروئین، مثل مورفین، همه اینا میتونن مورد سوء استفاده قرار بگیرن. خب ببینید وقتی که ما یک شرایطی رو داریم بررسی میکنیم که با یک فرد مسموم مواجه هستیم، در علاوه بر اون شرح حال و اون محیطی که توش حضور داره مسموم، یک سری چیزهای دیگه برای ما مهم هست. مثلا ملاحظه بفرمایید که توی شهر قرار میگیرین، ملاحظه میبینین که چند تا مصدوم توی یه اتاق افتادن توی هوای سرد زمستونی و هیچ کدوم همشون اکسپایر شدن، از بین رفتن، توی بخاری هم داره اونجا کار میکنه. پس این احتمالاً مثلا مصدومیت با سه او هست، مونوکسید کربن. یا یک جایی عرض کردم کنار توی یه استخری کپسول کلورزنی میتره که و باعث آسیب استنشاقی میشه. میدونین که گاز کلور میتونه با آبی که در مخاطات راه تنفسی ماوری ما قرار داره واکنش بده، باعث خدمت شما عرض شود که تولید اسید بشه و علائم تحریک راه هوایی ایجاد کنه، مثل حمله شدید آسم. یا اینکه ترکیدن پالایشگاه، مثلا انفجار توی پالایشگاه میتونه انواع و اقسام آسیب‌های شیمیایی ایجاد آزمایشگاهی که مواد صنعتی دارن، مثل اسید هیدروفلوریک، همه همین اینها همه همینطور. یعنی اینکه بر اساس
یکم دسترسی و اخذ شرح حال از محیط، ما میتونیم حدس بزنیم که احتمالاً چه اتفاقی افتاده. از اینا همه بیشتر به ما اون اپیرنس کلی بیمار کمک میکنه. اول من یه نکته رو اصلاح کنم خدمتون. ببینین معمولاً مسمومیت ها واحد نیستن که من بیام بگم که یک نوع مسمومیت برای بیمار ایجاد شده و مسمومیت کنارش نیست. به این خاطر که معمولاً داروها، معمولاً مواد همزمان مواد سمی دیگه کنارشون دارن. مثال تصور بفرمایید که یک ماده تزریقی که به عنوان دراگ داره تزریق میشه، ممکنه الزاماً تنها مورفین داخلش نباشه، ممکنه کلی چیزهای دیگه همراهش باشه. یا مثلا قرص ها همینطور، مثلا تصور بفرمایید که قرص ضد اسهال دیفنوکسیلات، خب طبیعتاً دیفنوکسیلات به تنهایی اوپیوم نیست، اوپیوید نیست، یه ماده شبه مخدر کنار باهاش آتروپین هم داره، به اون خاطر میتونه علائم مسمومیت رو یه مقداری ماسکه کنه، باید مراقب این مسائل باشه. ولی برای اپیرنس کلی از خدمت شما عرض شد که این شرایط بیمارمون به ما کمک میکنه که چه اتفاق افتاده و حال رخ دادن هست. خب این اون چیزی که توکسیدروم ها یعنی شواهد بالینی مسمومیت ها. برای مثال تصور بفرمایید که آنتیکولینرژیک ها چه کار میکنن؟ برخلاف خدمت شما عرض شود که سیستم خودمختار، یعنی اون انرژی که عمل میکنن، مثلا چی؟ آتروپین یک آنتیکولینرژیک هست، یک داروی آنتیکولینرژیک هست، پول تزریقیش هست، خوراکیش هم که عرض کردم توی قرص دیفنوکسیلات هست. یه سری دیگه از داروها هستن که اینا خواص آنتیکولینرژیکی دارن، مثل آنتی استامینا، مثل آنتی سایکوتیک ها، مثلا دیدین خشکی دهان، تاری دید، دوبینی، خشکی مخاطات، خدمت شما عرض شود که گرم شدن پول، عوارض آنتیکولینرژیک این داروها هستن. از بین گیاه ها هم ما جیمسون وید یا داتوره رو داریم که در ادامه نشون عکسش رو بهتون نشون میدم. داتوره هم یک گیاهیه که اون چیزیه که بهش میگن وید، جیمسون وید دیگه، به خاطر خواص آنتیکولینرژیک مورد سوء استفاده استنشاقی قرار میگیره و ما توی ایران هم توی سنتی ازش استفاده میکنیم. شاید شنیده باشین مثلا چای داتوره و اینا، اون به این شکل هست. تغییر سطح هوشیاری میده، طبیعتاً خشکی دهان، کم شدن بزاق، کم شدن عرق، قرمز شدن پوست، گشاد شدن مردمک و ایجاد تاری دید و دوبینی و علائم این شکلی. در موارد شدید همه اینا میتونن باعث ایجاد تشنج، کما و حتی مرگ بشن، رابدومیولیز ایجاد کنن به خاطر انقباض مزمن عضلات و همچنین آریتمی قلبی. مثلا اگر که بیماری این شکلی مواجه میکنه، توکسیدرومش آنتیکولینرژیکه، ولی نه اینکه فقط با آنتیکولینرژیک مسموم شده. باز اینو اصلاح میکنم. نقطه مقابلش چی هست؟ ما توکسیدروم کولینرژیک رو داریم. کولینرژیک چیه؟ شرایطیه که سیستم کولینرژیک بدن ما کامل فعاله. مثلا چی؟ مثلا اشک ریزش داره، آبریزش از دهن داره، تحریق شدید داره، استفراغ داره، ترشحات گوارشی زیاد میشه، حرکات روده زیاد، اسهال داره و این شکلی. مثل چی؟ مثل ارگانوفوسفاتا سمومی هستن، دفع آفات نباتی، حشره کش استفاده میشن و خدمت شما عرض کرد که البته اینو در نظر بگیرین که ارگانوفوسفاتا فقط دفع آفات نباتی نیستن، توی جنگ های شیمیایی هم استفاده میشه، مثل گاز خردل و همه اینها ارگانوفسفوره هستن، شواهد کولینرژیک ایجاد میکنن، در مواردی میتونن تاوضع باشن و غیره. ارگانوفسفات ها آنتیدوتشون خب طبیعتاً کولینرژیکه، آنتیدوتشون آنتیکولینرژیکه، آتروپینه. شاید شنیده باشین که توی جنگ های شیمیایی ازش استفاده میشه. من اسلام گاز خردل تاولزا هست، توی پوست و مخاط باعث از بین رفتن پوست و مخاط ریه چشم رایی و از بین رفتن پوست میشه مثل سوختگی، ولی سارین، سومار و وی ایکس گازهای ارگانوفسفوره در جنگهای شیمیایی هستن. به خاطر اینکه یادتون بمونه کولینرژیک شرایطیه که بیمار در ترشحات خودش غرقه،
کاهش سطح هوشیاری داره و از همه جاش آب میزنه بیرون. این توکسیدروم کولینرژیکه. خب ما یه توکسیدروم دیگه هم داریم بهش میگیم اتانولیک یا الکولیک. توکسیدروم الکلی چطوریه؟ خب الکل سدیتیوه دیگه، سدیتیو خواب‌آور، بنابراین کاهش سطح هوشیاری میده، یک بوی خاص الکل میده، توی معاینه بیمار ما خیلی کمک میکنه. مشخصش آتاکسیه، یعنی اینکه نمیتونه فرد تعادلش رو روی خط صاف حفظ کنه. خدمت شما عرض شود که یک بوی مشخص الکل میده که الکل‌های مختلف بوهای مختلف دارن، مثلا اتانول بوی همین پنبه الکلیه که در دسترس هست میده، متانول یه بوی تندتری میده که مثلا یکم مشخصه، یه بوی تند بدی میده، خیلی خوشبوئن مثل ایزوپروپیل الکل که توی مواد آرایشی بهداشتی استفاده میشه. همه اینها، یا اینکه پروپیلن گلایکول اونی که توی ضد یخ هست، همه اینها، همه الکل ها، یعنی اتانول، متانول، ایزوپروپیل الکل، ایزوپروپیل الکل یه بوی گلایکول خاصی میده و پلی اتیلن گلایکول، همشون یه خاصیت مشخصی دارن که ما به عنوان شواهد مستی میشناسیمش و اون توکسیدروم اتانولیک هست به صورت خلاصه. یک سری توکسیدروم هم داریم که اینا عوارض اکسترا پیرامیدال هستن. خاطرتون هست توی نوراناتومی که اکسترا پیرامیدال چه کار میکنه؟ به خاطر اون تاثیر دوپامین توی راه‌های مرکزی، مثل آنتی سایکوتیکا، ریسپریدون، هالوپریدول، فنوتیازیدا، اینا همشون میتونن دیستونی بدن، تورتیکولی بدن. بارها برخورد کردیم مثلا طرف زبونش در میاد قفل میشه، یا اینکه گردنش کج میشه همینجوری میمونه. بارها دیدیم مثلا بیمار هالوپریدول عضلانی گرفته، ریسپریدون خورده، یا اینکه خیلی شایع آمپول پلازیل متوکلوپرامید براش تجویز شده، شواهد اکسترا پیرامیدال پیدا کرده، عضلاتش سفت میشه، ریجیدیتی پیدا میکنه. خدمت شما عرض شود که شواهد کراتتوز پیدا میکنه، مثلا حرکات ریتمیک نیمه بدن ممکنه براش ایجاد بشه، هایپر رفلکسی و تشنج در موارد شدید. اکسترا پیرامیدال ها معمولا آنتیدوتشون خدمت شما عرض شود که بنزودیازپینا مثل میدازولام، دیازپام و این خانواده، یا اینکه ما از خدمت شما عرض شود که آنتی کولینرژیک ها استفاده میکنیم، مثل بایپریدن، یا اگر در دسترس نیست داروهایی که آنتی کولینرژیک هستند مثل آنتی هیستامین های نسل اول، مثل دیفنهیدرامین و اینا، برای آنتیدوتشون استفاده میشه. ما یه سری داروها، یه سری شرایط بالینی یا توکسیدروم یا شواهد کلی مسمومیت هم داریم که بهش میگن هالوسینوژن ها. هالوسینوژن ها توهمزا هن، مثل پی سی پی، فنسیکریدین، مثل مسکالین، مثل الستی، همه خدمت شما عرض شود که توهمزا هن، مثل ماریجوانا، یعنی این که باعث ایجاد توهم میشن. توهم مفهوم خدمت شما عرض شود که علمیش چی هست؟ یعنی اینکه یک ایلوژنی از، یعنی یک پردازش اشتباهی از یک درک محیطی کوچیک. بنابراین هر چیزی رو در موارد با شدیدترین نوعش تجربه میکنن، باید میگن توهمزایی. خدمت شما عرض شود که علائمش چیه؟ توهمه، طبیعتا یه چیزایی میبینه که بقیه نمیتونن ببینن، جاجمنتش به هم میخوره، قضاوتش به هم میخوره، مثلا نمیتونه فاصله رو تشخیص بده، ارتباط بین وقایع رو تشخیص بده، همه چی به هم میریزه. دیسفوری میشن، خدمت شما عرض شود که علائم استراب پیدا میکنن و علائم سمپاتومیمتیک، به این خاطر که بازجذب آدرنالین و نور آدرنالین رو از سیناپس ها مهار میکنه، باعث علائم سمپاتومیمتیک میشن. تپش قلب و تاکیکاردی و افزایش فشار خون توی موارد شدیدش، فشار خون هی بالا 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 میره و باعث میشه که به عروق آسیب برسه، مثلا خونریزی ته چشم ایجاد بشه، خونریزی توی مغز ایجاد بشه، تمام عروق مغز وارد وازو اسپاسم بشن و باعث کما و مرگ بشه، یا اینکه میتونه باعث دایسکشن، پارگی آورت توی آورت صعودی یا نزولی بشه، آسیب دریچه‌های قلب، خدمت شما عرض شود که آسیب میوکارد، دایسکشن ام آی یا سکته قلبی و عوارض مشابه بشه. یه توکسیدروم دیگه هم داریم که همه شنیدینش، NMS، نوروماسکولار مالیگنانت سیندروم، سندروم نوروماسکولار بدخیم.
که معمولا توی آنتی سایکوتیکا دیده میشه. این داروهای نورولپتیک هست که به مریضای سایکوتیک میدن، همین مثل ریسپریدون، هالوپریدول و هم خانواده هاشون معمولا توی اینا دیده میشه. علائمش چیه؟ علائمش پارکینسونیه، پارکینسونیسم حاده به همراه گرمی، تب، به همراه گرمی، تب و خدمت شما عرض شود که اون علائم پارکینسونیسم مثل ریجیدیتی لوله سربی بهش میگن، یعنی که وقتی که مچ دست طرفو میگیرین و میچرخونین اینجور چرخ دنده‌ای و به سبب خیلی سفت شروع میکنه حرکت کردن. دیافورز میده، یعنی اینکه تعریق شدید، میوتیسم یا کلن بیمار هیچ واکنش محیطی نداره و بی اختیاری ادرار و مدفوع. اوپیوئیدا شایع‌ترین داروهایی هستند که مورد سوء استفاده قرار میگیرن. اوپیوئیدها خدمت شما عرض کنم که یک توکسیدروم مشخص دارن، سدیتیو و هیپنوتیکن، مثلا کدئین، هروئین، مورفین و همه هم خانواده هاشون سدیتیو و هیپنوتیکن، یعنی اینکه بیمار خواب آلوده میشه ولی رو مرکز تنفس چون اثر میذاره درایو تنفسی هم کاهش پیدا میکنه و باعث هایپوپنه میشه، هم عمق تنفس هم تعداد تنفس کاهش پیدا میکنه و در موارد شدید باعث سرکوب مرکز تنفس و ایست کامل تنفسی و خفگی بیمار میشه. خیلی از اون چیزی که تصور میفرمایین اوپیوئید بیشتر و بیشتر مورد سوء استفاده قرار میگیره. اونقدر به این بچهای کوچولو به خاطر اسهال، به خاطر بیقراری، به خاطر نمیدونم خوب بخوابه، به خاطر کولیک نوزادی اونقدر بهشون اوپیوئید تریاک و هم خانواده‌اش میدن و از جونشون رو میگیرن که از اون تصور شما خارجه و هنوز هم ادامه داره به شکل زیادی. علاوه بر خواب‌آلودگی، دپرشن تنفسی، یک مشخصه مهم هم اوپیوئیدها و به طور مشخص تریاک و مورفین داره و اون این هستش که مردمک ها میوتیک میشه، پین پوینت میشه، مردمک های پین پوینت دو طرفه. این هم یکی دیگه از تریاده، ولی همه اوپیوئیدها باعث میدریاز، باعث میوز نمیشن. خیلی هاشون ممکن اصلا میدریاز بدن، مثل مپریدین یا پتیدین که توی بیمارستان ها هست، یا خیلی هاشون دیگه میتونن این شواهد رو ایجاد. خدمت شما عرض شود که خب طبیعتا گردش خون محیطی کم میشه، هایپوترمیک میشن و در موارد شدید میتونه مرگ رو به همراه داشته باشه. به طور مشخص یا مورفین علاوه بر دو تا اثر مشخص دیگه هم داره، یا البته مورفین نه، خود گیاه تریاک، دو تا اثر مشخص دیگه هم داره. یک این هستش که هیستامینرژیک هست، علائم هیستامینی از خودش بروز میده، مثل شواهد کهیر حاد، نمیدونم خارش، قرمز همه و اینا، احتقان بینی و این شواهد حساسیتی حاد موارد شدیدش نشون میده. الان خیلی هاشون خب چون طولانی مدت استفاده میکنن آداپته هستن به این حواهد، اینو در نظر بگیرید. نکته دوم این که خود گیاه تریاک چون پاپاورین داره میتونه باعث پریاپیسم بشه. این هم از این. داروی بعدی که بسیار در دسترس هست سالیسیلاته. سالیسیلات مثل اسامینوفن و هم خانواده هاش، یا اینکه مزالازین که برای آی بی دی استفاده میشه و اینا. معمولا آسپرین از همه بیشتر در دسترس هست، باعث کاهش سطح هوشیاری میشه، درایو تنفسی رو زیاد میکنه و آلکالوز تنفسی ایجاد میکنه. همزمان به خاطر تداخل با تنفس سلولی و کاهش اکسیژن، کاهش تنفس سلولی و مرگ سلول ها، اسیدوز متابولیک ایجاد میکنه، تینیتوس میده، وزوز گوش میده، تاکیپنه میده، تاکیکاردی، تعریق، تهوع استفراغ و هایپر پیرکسیا، افزایش دمای بدن. سالیسیلات هم این توکسیدرومش خیلی واضح هستش. سدیتیو هیپنوتیکا یعنی خواب آورا، مسمومیت با خواب آور، مثل چی؟ بنزودیازپینا و همه اونایی که مشابهشن، مثل دیازپام، میدازولام و از اون طرف مثلا داروهایی که به عنوان خواب آور استفاده میشه. همه اینها باعث سی ان اس دپرشن میشن، آتاکسی میدن، دیزارتی میدن، همه چیو سدیتیو هیپنوتیکا و به طور خاص بنزودیازپینا همه چیو کلا شلوول میکنن، مریض کلا شلوول میشه. تنها چیز باربیتورات هم همینطور، فنوباربیتال و اینا. سدیتیو هیپنوتیکا مسمومیتشون میتونه مرگ رو تقلید کنه، یعنی شما بیمار رو میبینی که کامل بیمار مرده، سرد، بدون هیچ واکنشی، بدون هیچ تنفسی، بدون هیچ پاسخ مردمک به نوری،
حتی ایجیش میتونه هیچی نداشته باشه، مرگ رو کامل تقلید میکنه، ولی با دارو و با حمایت تنفسی بیمار میتونه برگرده و زنده بمونه. توی معصومیت ها مراقب باشین که انگ مرگ زدن خیلی راحت نیست، مردن بیمار معصومیت هم اینطور راحت نیست که به راحتی بگیم که خب بیمار اکسپایر شده و دیگه هیچ کاری براش انجام نشه. اینو مد نظر گوشه ذهنتون داشت. خب مورد بعدی توکسیدروم سروتونرژیک هست. مثل چی؟ مثل خدمت شما عرض شود که SSRI یا سرترالین، خدمت سیتالوپران و همخانواده هاشون، ماو اینهیبیتورا، TCA یا آمفتامین، فنتانیل و اینا، اینا همه باعث کاهش سطح هوشیاری میشن، سروتونرژیکن دیگه، یه سرخوشی خاصی ایجاد میکنن، هایپر رفلکسی و هایپرتونی میدن، هم رفلکس ها شدید میشه و هم شما عضلات رو دست میزنین تونیسیته در حال استراحت عضلات افزایش پیدا کرده، کلونوس میدن، پرش ناگهانی عضلات غیر به صورت غیر ارادی، تعریق، هایپرتنشن و اون قرمزی پوست و ترمور. مورد بعدی سمپاتومیمتیک ها هستن. سمپاتومیمتیک ها خب محرکن، یعنی این که مثل شما تصور بفهم و سیستم سمپاتیک اوور اکتیو بشه ببخشید، مثل آمفتامین، کوکائین و هم خانواده هاشون، باعث آژیتیشن، تاکیکاردی، هایپرتنشن، افزایش فشار خون، افزایش نبض، افزایش دمای بدن، تعریق و تشنج و در موارد شدید خدمت شما عرض شود که چست پین و علائم آسیب حاد به میوکارد براشون ایجاد بشه. پس ما با مجموع شواهدی که میبینیم میتونیم احتمالا تشخیص بدیم که بیمار توی کدوم توکسیدروم میگنجه، به این خاطر که ما آنتیدوت رو بر اساس این توکسیدروم ها انتخاب میکنیم. وقتی که شما بیماری رو ملاحظه میکنین، مثلا پوستش رو نگاه میکنین، دست میزنین ببینین گرمه یا نه، اگر که بیمار گرم باشه باید کور تمپرچر ازش دکت بشه، یعنی اینکه دمای مرکزیش اندازه‌گیری بشه. دمای مرکزی ما همه جا توی ایران قابلیت دسترسی بهش نداریم، به خاطر اینکه با پروب مری یا با پروب رکتال اندازه‌گیری میشه و با اون درجه تبی که ما میگیریم متفاوت هست. یا اینکه نه هایپوترمه، خدمت شما عرض شود که سم اریش برامون مهمه، تعداد تنفسش برامون مهمه، ضربان قلبش و فشار خونش هم اینطور که عرض کردن، قند خونش، خیلی از داروها هستن که میتونن باعث ایجاد هایپوگلایسمی بشن، مثل انسولین و سولفونیل اوره ها، انسولین و گلیبن کلامید و هم خانواده هاش، اینا میتونن باعث افت قند خون بشن و عوارض افت قند خون برای مغز خیلی خطرناک و سکل های خیلی طولانی مدتی میتونه ایجاد کنه. هایپوگلایسمیک الزاماً توی زمینه مسمومیت با این ایجنت ها ایجاد نمیشه، میتونه بیمار مسموم شده باشه، مثلا مسمومیت با الکل باشه، 7-8 ساعت اصلا کلن هیچ انرژی به بدنش نرسیده و به خاطر سوء استفاده مزمن کاشکتیک هم هست، بدنش هیچ انرژی تولید نکرده و هایپوگلایسمی براش ایجاد شده. میتونه مسمومیت با مخدری باشه که همینطوری یه گوشه افتاده بعد یکی دو روز گشتن پیداش کردن و شواهد مشابه. پس قند خونش هم برامون مهمه، سم ریش هم همینطور. اینجا سمع شکم هم خیلی مهمه، باول ساوند برامون خیلی مهم هستن، به این خاطر که عرض کردم بعضی از داروها باعث میشن که حرکات دستگاه گواریش زیاد بشه، مثل کولینرژیک ها، آنتی کولینرژیک ها باعث میشن حرکات دستگاه گواریش کم بشه و گاستروپرزی ایجاد بشه که دوتا عاقبت برای ما خواهد داشت. یکی این که اگه بل شده باشه اون سمع، جذبش طولانی تر میشه، به این خاطر که دفع نمیشه دیگه، توی دستگاه گوارش هم اینجوری باقی مونده، این دستگاه گوارش هم که یه چرکت، این سم هم اینجوری داره برای خودش جذب میشه و باعث مسمومیت های شدید میشه. از اون طرف گاستروپارزی یا فلج معده، وقتی که اعصاب معده به خوبی کار نکنن، میتونه باعث استفراغ بشه. مریض همزمان کاهش سطح هوشیاری هم داره، استفراغ هم میکنه، کلی سم و اسید معده و اینا رو بالا میاره، همزمان اینو اگر آسپیره بکنه باعث آسیب های شدیدتر میشه. توی مریض معصومیت آسپیریشن مرگ و میر و عوارض رو خیلی خیلی بیشتر میکنه. پس این از توکسیدروم ها. حالا ملاحظه بفرمایید که من فکر کنم که اسلاید اشتباهی رو برای شما آپلود کردم. ببینم. به این خاطر که تصاویر رو من نمی‌بینم.
استاد این اسلاید 23 تا صفحه داره. خب هیچ کدوم، من یکی براتون فرستادم که 28 تا صفحه داره. خانم محمد ایشون آپلود بفرمایید اون یکی. بله بله استاد هست من براتون آپلود میکنم. آره آره فکر کنم الان از این ور نگاه کردم دیدم 28 صفحه است. ببخشید. خب پس تا اینجا مد نظرتون داشته باشیم دروم ها رو تا بریم چند تا با هم دیگه از خدمت رو عرض شود که مواد سمی و داروهای سمی رو ببینیم. تا اینجا اگر سوالی هست عزیزان بفرمایید من در خدمتشون هستم. استاد فایل دومی هم که فرستادید 23 صفحه است. واقعا؟ بله بله. خب یه لحظه اجازه بدیم. خب دوستان در این حالت اگر سوالی داریم میتونید مطرح بفرمایید و در واقع تایپ بفرمایید. آقای دکتر بی زحمت خانم خانوم میکنید چه لحظه؟ بله بله انجامش دادم. خانم دکتر لطف میکنید دوباره توی لپتاپ هم منو زحمت بکشی که پرزنتر انجام به عنوان پرزنتر تعریف کنین تا من اینو خودم آپلودش کنم. به خاطر اینکه اگه تصاویر رو به خوبی نشون ندیم این از همه گی عذر میخوام. آیا اینجا سوالی بود تا اینجا توی توکسیدروما؟ توکسیدروما خیلی مهمه. نه آقای دکتر، آقای عبدالخالق قیتوردی پرسیدن که داروها میتونن باعث افسردگی بشن. دارو منظور داروها چیه؟ دراگز منظورشونه؟ داروهای غیر قانونی؟ آقای توردی چون پیرو همین بحث صحبت کردین منظورتون راجب دراگها بود؟ خب بله دقیقاً. ببینین تمام این داروها علت سوء استفادهشون چیه؟ چرا مردم این داروها رو استفاده میکنن؟ به خاطر اون حس روانیه که ازشون میگیرن که در نهایت اعتیاد ایجاد میکنه دیگه. خب یعنی به نوعی روی یکی از این همینجور که دیدین روی یکی از این نوروترانسمیترهای مغز اثر میذارن. درسته؟ همه خدمت شما عرض شود که داروها روی یه نوروترانسمیتر اثر میذارن و وقتی روی نوروترانسمیتری اثر میذارن در طولانی مدت باعث دان رگولیشن گیرنده های مغز میشن و اون گیرنده های مرتبطشون توی مغز میشن و چون مغز خیلی پیشرفته تر و خدمت شما عرض شود که پیچیده تر از ایناست که ما بتونیم الان همه عوارضش رو درک کنیم در طولانی مدت باعث میشن که درسته این عوارض ایجاد بشه مثل افسردگی، مثل سایکوز، مثل افت فانکشن در طولانی مدت. معمولا دیدین که افراد کسایی که دراگ رو استفاده میکنن طیفشون معمولا جوونا هستن. خب این فیزیولوژی جوانی این افراد باعث میشه که اون
افت عملکردشون خیلی دیرتر به چشم بیاد. ولی افت عملکرد یک قانون هست در این خدمت شما عرض شود که مصرف طولانی مدت هر داروی، هر چیزی زیادش خدمت شما و مصرف طولانی مدتش وابستگی بهش باعث آسیب‌های مغزی میشه. یعنی اینکه در یک کلام تماماً همه چیزی که با هم صحبت میکنیم نورو دژنراتیو هستن. حالا بعضیاشون در طولانی مدت نورو دژنراتیو هستن، خیلی هاشون مثل محرک ها کوکائین، آمفتامین و هم خانواده هاشون یا توهمزا مثل ماریجوانا و غیره در کوتاه مدت و حتی مثل کوکائین با مصرف یک دوز هم نورودژنریشن توشون ایجاد خواهد شد. خب ملاحظه بفرمایید که این گیاه جیمسون ویده، همین داتوره که بهتون گفتم، تو ایران هم زیاد ازش استفاده میکنن، چای داتوره، آنتیکولینرژی که چرا براش استفاده میکنن، طبیعتاً هر چیزی رو که شما میخوای به حساب قالب کنی به مردم همیشه یه دونه راجب ترامادول حتما یادتون باشه صحبت کنم چون خیلی مهمه، اینا بعدن ادامه میدیم، الان اینجا رو دقت کنی. عرض کردم که هر چیزی که میخوای قالب کنی به مردم که ارزش ایجاد کنه زیاد استفاده بشه، همشون معمولا از این زاویه پیش میرن که یا توهم‌های مثبت ایجاد میکنن یا اینکه خدمت شما عرض شود که قوای جوانی رو برمیگردونن و منظورم از قوای جوانی بلا استثنا توی همشون بهبود سکشوال فانکشن افراد هست. خب اینا آنتیکولینرژیکن، داروی آنتیکولینرژیک تماما باعث بهبود اون عملکرد سکشوال افراد میشن و فکر میکنن که این خیلی مفیده و داروی جوانیه و فلان و اینا. این یه تاریخچه خیلی بد پشت همه اینا هست که وقتی که آدم تاریخچهش رو میخونه تازه متوجه میشه که این داروهای جدید به چه با یک داستان مشابه با صدها و هزاران سال پیش چطوری داره رواج پیدا میکنه توی جامعه و خصوصاً جوان‌ها و البته قشر دانشگاهی. خب این عرض کردم داتوره یا جیمسون وید، این اون ویدیه که بهش میگن وید واقعا. خب آنتیکولینرژیک هست. ملاحظه میفرمایین که این عکسو به خاطر بسپرین، یه نفر که توی بیابون قرار گرفته، مثل استخون خشک، ملاحظه بفرمایین تعریق اصلا نداره، مد از هتر یعنی اینکه شروع میکنه توهم زدن، بلایند از بات یعنی اینکه مثل خفاش کور میشه، مردمکاش گشاد میشن، حرکات چشمیش مختل میشه و همه جا رو به خوبی نمیبینه. وقتی که مردمکا گشاد میشن نور محیطی خیلی زیاد به چشم میرسه، چشمی که تحت تاثیر آنتیکولینرژیکا داره سیگنال هایی به مغز میده که مغز اینا رو به شکل توهم های خاص بینایی داره پردازش میکنه. و رد از بیت یعنی این که مثل یه شلغم هم قرمز میشه، تمام پوست بدن قرمز خواهد شد. این رو ملاحظه بفرمایین. این اسلایدا رو قابلیت دانلود براشون گذاشتم، میتونین دانلودشون بفرمایین. پس این توکسیدروم آنتیکولینرژیکه. این چیه؟ این بیشترین میزان گیاهیه که توی دنیا داره استفاده میشه، حتی از خشخاش هم بالاتر. تنباکو یا سیگار هستش. این برگ گیاه تنباکوه. خب تقریبا سمپاتومیمتیکه، یعنی این که باعث تپش قلب و خدمت شما عرض شود که این شواهد میشه. خب این سمت چپ تصویر گیاه شادونه است که به عنوان ازش ماریجوانا میگیرن خدمت شما عرض شود که، یا هشیش استفاده میشه. ماهیتاً چی هست؟ عرض کردم که هالوسینوژن هست، یعنی اینکه توهمزا هست. حالا بماند که چه عوارض دیگه هم خواهد داشت. سمت راست تصویر چی هست؟ این شوکران سمیه. شوکران سمی هم خدمت شما عرض شود که همونیه که سقراط عصارش رو نوشید و فوت کرد دیگه. در اصل سودیوم چنل بلاکره، بلاک کانال های سودیومی انجام میده، یه حال خدمت شما عرض شود که کرختی و خاصی برای فرد ایجاد میکنه، بلاک قلبی میده و باعث میشه که فرد از بین بره. خب این ستا چی؟ این ستا یه وجه مشترک دارن. شما وجه مشترکشون رو میدونین؟ کسی میتونه برام بنویسه؟ چقدر ایمیل بنویسین اینجا؟
دستتون در نکنه، سمی هستن. دوستان یه لحظه لطفاً جواب منو بدین. دوستان آقای دکتر سوالی پرسیدن که بچه تشابه این سه تصویر در چیه؟ یک چند لحظه به جای کردن و در واقع نوشتن ایمیل ها لطفاً جواب این سوال رو میفرمایید اگر بلدین. به خاطر اینکه خیلی مهمه. ببینین ما هر ستای اینا دوتاشون خیلی زیاده. ببینین این پایین سمت چپ تصویر چی هست؟ همه جا تو خیابونا دیدینش، گیاه اولاندره، گیاه خدمت شما عرض شود که خرزهره است. سمت راست تصویر این گله چیه؟ این هم گله انگشتونه است. خب که به اسمش، اسم خارجیش جواب سوالتونه، دیجیتالیس. خب دیجیتالیس پرپله، گل انگشتونه، این یکی هم گل خرزهره، این هم یک نوعی وزغ هست. قدرت بزاقیش رو میتونیم ملاحظه کنیم، این که سفیدی ها روشه. خب توی این قدرت بزاقیش هر یه ماده مشابه اینا داره و اون ماده دیجیتالیسه. دیجیتالیس همون که قرصشو برای قلب میدن. خب اون سریال قورباغه هم از رو کانسپت این ساختن، یعنی اینکه هم گل انگشتونه، هم گل خرزهره و هم این بزاق، قدرت بزاقی این و قورباغه، هر سه تا دیجیتالیست دارن و یکی از داروهاییه که به صورت زیادی مورد سوء استفاده قرار میگیره، چون پنجره درمانیش میدونین که خیلی باریک هست، مسمومیت باش خیلی زیاده. حتی قرصش هم باعث ایجاد خدمت شما عرض شود که مسمومیت میشه دیگه. اینا هیچی. گل خرزهره مقدار کمش، گل انگشتونه مقدار کمش، قطرات کمی از این بزاق میتونه باعث مسمومیت با دیجیتال بشه که مسمومیت با دیجیتال مساویه با مسمومیت قلبی و احتمال قریب به یقین مرگ. خب پس این هم دیجیتال ها. اینا چی هن؟ اینا خب دیگه من میگم، شما همین ایمیل ها رو تایپ کنین. سمت راست تصویر یه نوع گل کاکتوسه که این خدمت شما عرض شود که یه ماده محرک توش داره، مثل MDMA. MDMA خدمت شما عرض شود که همونیه که بهش میگن اکستازی، یه مشتقاتی از متانفتامینه. میدونین که آمفتامین که مشخصه که یه چیز محرکه، قرصش هم وجود داره و معنی از هم خانواده‌اش قرصش وجود داره. متانفتامین که شیشه است، اونیه که به عنوان به اسم شیشه توی جامعه ما استفاده میشه. MDMA یه ترکیبی از متانفتامینه که بهش میگن اکستازی. همه اینا محرکن، جز خانواده سمپاتومیمتیکا هستن. سمت راست تصویر که این گیاهی که ملاحظه میفرمایین جوز هندیه. خب جوز هندی، ناتمگ، خودش این هستش هیچی نداره، به عنوان ادویه استفاده میشه. خب خیلی خدمت شما عرض شود که چیز مسمومی نداره، یه کمی توش کلشیسین داره، مثل همین قرص کلشیسین، باعث ایجاد مصرف زیادش باعث ایجاد اسهال میشه. ولی اون غلاف دورش، اون میوهش رو نگاه کنین، اون میوه هالوسینوژنه، موادی داره که اون مواد محرک هستن و باعث توهم میشن. شاید توی خدمت شما عرض شود که این کلیپا دیده باشین که توی هند خدمت میمونا میرن یه میوه درخت رو میخورن بعد حالی به حالی میشن، اون میوه ناتمگ یا جوز هندیه. خب حالا اگر ما با این جمعریزی برخورد کردیم که به هر حال شواهد مسمومیت داشت و افت سطح هوشیاری داشت، باید چه کار انجام بدیم؟ خب طبیعتا اولین قدم چک ABCه، یعنی راه هواییش و تنفسش و سیرکولیشنش رو باید برقرار کنیم. به صورت سنتی ما اگر بیمار مسمومیت دارای کاهش سطح هوشیاری باشه، باید توی صحنه پیش بیمارستانی کما کوکتل رو بگیره. کما کوکتل چیه؟ اکسیژن، تیامین، گلوکوز و نالوکسانه. نالوکسان برای مسمومیت با اوپیوید، گلوکوز برای افت قند خون، تیامین برای مسمومیت یا اووریوز الکل و اکسیژن هم برای افت اکسیژن خون. خب من رو نداشتین، حواسم نبود.
خدمتتون عرض شود که اگر که بیمارمون هایپوتنسیو هست 10 تا 20 سی سی پر کی جی میتونیم بهش کریستالوئید بدیم نرمال سالین، ولی اگه بیمارمون خدمت شما عرض شود که داروی استفاده نکرده که باعث فلج اعصاب رگ ها نشده، یعنی اینکه خدمت شما عرض شود که اون شوک دیستریبیوتیو یا توزیعی براش ایجاد نشده، از اون طرف روی قلب هم اثر نذاشته که باعث کاهش اینوتروپیسم و کرونوتروپیسم قلب بشه، الزاماً مایعات خیلی بهشون کمک نمیکنه، ولی به هر حال شما سیف میتونید 10 تا 20 سی سی به ازای هر کیلو وزنشون بهشون توی درمان اولیه نرمال سالین بدی. اگر که به این مقدار جواب نداد و خصوصا اگر که پرسیستنت بود، یعنی این که بیمار داروی استفاده کرده که اون ایجنت هم روی خدمت شما عرض شود که رگ‌ها اثر میذاره، رگ‌ها رو گشاد کرده، هم این که باعث شده که اون کرونوتروپیسم و اینوتروپیسم قلب کاهش پیدا کنه، بنابراین باید داروی اینوتروپ بگیره. حالا دیگه بر اساس اون خدمت شما عرض شود که شواهدی که داره ما تصمیم میگیریم که کدوم اینوتروپ رو بهش بدیم. معمولا داروی که استفاده میشه نورپینفرینه. نورپینفرین کمترین تداخل رو داره، دوپامین دوبوتامین اینا یه کمی توی شرایط معصومیت استفاده ازشون پزشک رو اذیت میکنه، و توی موارد شدید هم از اکمو استفاده میکنیم برای بازتوانی و برای احیاشون. خب یه سری آنتیدوت ها رو ما توی احیا میتونیم استفاده کنیم. مثلا اگر که بیمارمون شواهد معصومیت با دیگوکسین داشت، مثل قرص دیگوکسین، مثل همون گیاهایی که عرض کردم خدمتتون، گل انگشتونه و گل خرزهره و از اون وزغا قورباغه، از دیگوکسین فاب میشه براش استفاده کرد، آنتیبادی علیه دیگوکسین که این جمع‌آوری میکنه. ما تو ایران خیلی دسترسی بهش نداریم، معمولا مریضا رو درمان ساپورتیو میکنیم. ارگان فسفات ها زیاد هستن و زیاد استفاده میشن، مثل کاربامات ها، ببخشید ارگانوفسفات ها و کاربامات ها، هر دوتاشون در برای دفع آفات نباتی استفاده میشن. همه این سمای گلوگی ها توشون ارگانوفسفوره و یا کاربامات هست. حالا فرقشون اینه که این نسل های جدید کاربامات ها و اینا اثر کمی روی سی ان اس دارن و بیشتر اثراتشون محیطیه، یعنی احتمالاً باعث کاهش سطح هوشیاری و کما و اینا نمیشن، همین علائمشون محیطیه و احتمالاً برگشت پذیره. آنتیدوتشون آتروپینه و اگر که بیمار خدمت شما عرض شد که دچار گزیدگی شده، از آنتی ونوم. برای سدیم چنل بلاکرها مثل همون شوکران سمی که بهتون گفتم، یا یعنی اینکه نگاه میکنه میبینی که مریض واید کمپلکس تاکیکاردی داره و برنمیگرده، سدیم بیکربنات استفاده میشه. برای کلسیم چنل بلاکرها و بتا بلاکرها انسولین گلوکوز میذاریم. برای مسمومیت با لیدوکاین و اینا که الان زیاده، مثلا تو مطب زیبایی و اینا برای لیپوساکشن و ببخشید لیپولیز و این کارهای زیبایی و اینا اونقدر لیدوکاین به مریض میدن تا ارست میکنه، معمولا مسمومیت با لیدوکاین یعنی مرگ، ولی به عنوان آخرین کاری که میشه کرد میشه از اینترالیپید، سروم داخل لیپید داخل وریدی استفاده کرد که اون کمک، چون حلال در چربیه، کمک میکنه مسمومیت رو کم کنه، ولی احتمالا خیلی اثر نداره. خب خدمت شما عرض شود که اینا داروهای مختلفه که ما فقط فرسوار بهتون میگم، کلسیم کلوراید و کلسیم گلوکونات برای کلسیم چنل بلاکر استفاده میکنیم. برای سیانیدا، سیانید یه با تنفس سلولی تداخل میکنه و باعث میشه که انرژی در دسترس سلول کاهش پیدا کنه و باعث مرگ و میر بشه، اسیدوز لاکتیک خیلی شدید و دیپ ایجاد میکنه. معمولا سیانیدا یه بوی بادوم تلخی هم میدن، خیلی مشخصه. آنتیدوتشون آمیل نیتریت و سدیم نیتریت و سدیم تیوسولفات هست، دکستروز، دیگوکسین فاب، گلوکاگون برای هایپوگلایسمی های مقاوم، هیدروکسیکوبالامین خدمت شما عرض شود که امولاسیون چربی هم که عرض کردم، متیلن بلو برای متهموگلوبینمی، نالوکسون برای اوپیوم ها، پیریدوکسین برای مسمومیت با این ایزونیازید، سدیم بیکربنات هم که برای قلیای کردن ادرار رو، تیامین هم که برای کمبود ویتامین ب مثل شرایط الکلیسم و سندرم ورنیکه و اینا. اگر که آریتمی داشت معمولا عرض کردم که با همه داروها رو میتونه استفاده کنه، با اصلاح اکسیژن و اسید باز و اینا اصلاح میشه آریتمی قلبی، اگر نشد میشه از آنتیدود استفاده کرد. اگر که کمپلکس پهن، تاکیکاردی کمپلکس پهن داشت، مثل پاسلکس ویتک و وی اف و تورساد و اینا داشت، میشه از سدیم بیکربنات توی مسمومیت ها به صورت و شرایط احیا استفاده کرد. برای تشنج همیشه درمان اولیه با بنزودیازپینه،
میدازولام، دیازپام و غیره. دیازپام استفاده نمی‌کنیم به این خاطر که همینطور که می‌دونین حلال دیازپام پلی‌اتیلن گلایکول هست که نوعی الکل، مصرف زیادش اگه لازم بشه خودش می‌تونه باعث تشدید اسیدوز بشه. معمولاً میدازولام و لورازپام استفاده میشه. خدمت شما عرض شود که هایپوگلایسمیا و هایپوناترمیا رو باید در نظر داشته باشیم. خط دومش هیچ وقت فنیتوئین نیست. در مریض مسمومیت فنیتوئین کنتراندیکه است، به خاطر اینکه عرض کردم فنیتوئین همسو تر روی کانال‌های سدیم اثر می‌ذاره، باعث افزایش مرگ و میر میشه. پروپوفول، باربیتورات ها و لوبل، لوتیراستام خط بعدی هستند، یعنی مستقیم میره خط 3 درمان. برای آژیتیشنشون هم همینطور که عرض کردم باید مراقب باشیم که با بنزودیازپینا کنترل کنیم. هالوپریدول و آنتی سایکوتیکا میتونن روی کیوتی، روی کانال سدیمی و پتاسیمی قلب اثر بذارن و باعث دیسریتمی بشن. به اون خاطر خیلی ارجحیتمون نیست. هایپرترمی و هایپوترمی اگه بیشتر از 39 درجه یا کمتر از 32 درجه کور تمپرچر باشه درمان میکنیم، که این موضوع بحث شما نیست. نالوکسون آمپولای 14 میلی گرم داره، هر آمپولش به این شیوه استفاده میشه، توی سرنگ کشیده میشه و شما میتونید 4 تا آمپولش رو توی بینی تزریق کنین. جذب مخاطی داره اگر که بیمار رسپیتوری ریتش پایین باشه، یعنی تا 4 بار اینو تکرار کنین، یا نه یکی از این آمپولا رو 14 میلی گرم و ازولانی توی دلتوی تزریق کنین اگر که مشکوک به مسمومیت هستین. اگر که بیمارتون مشکوک به مسمومیت با اوپیوم هست و کد خورده ایست قلبی هست، شما باید عملیات ایست قلبی انجام بدین و اپینفرین تزریق کنین. تو اون شرایط دیگه نالوکسون خیلی تاثیر نداره. نالوکسون میخواد نفس رو برگردونه، خیلی رو برگشتن قلب اثر نخواهد داشت. اینا رو عرض کردم خدمتون که به چه چیزایی دقت میکنیم. توی فقط تنها نکته‌ای که فراموش کردم به عضلاتشون هم برامون مهمه، رفلکس و تون و اینکه فاسیکولیشن دارن یا ندارن، ترمور و کلونوس دارن یا ندارن، توی عضلات و اندام‌ها برامون اهمیت داره. آزمایشایی که می‌خوایم، اگر مریضمون کاهش سطح هوشیاری داره در هر کانتکستی از مسمومیت، حتما باید سطح سرومی استامینوفن و سالیسیلات رو براش درخواست بدیم، این نوار قلب درخواست بدیم، ای بی جی و وی بی جی، تست بیوانکرات، ال اف تی برای متابولیسم زمینه‌ایش رو داشته باشیم چطوره، سدیم، پتاسیم، کلسیم برامون خیلی مهمه، منیزیم مهمه و توکسیکولوژیک اسکرینینگ هم از ادرار هم از خون. میبینین که استامینوفن، کربامازپین، اتانول، متانول، اتیلن گلایکول، آهن، لیتیوم، خیلی از این داروهایی که اینجا ملاحظه میفرمایید سطح سرومیشون چک میشه که باید به مرکز مسمومیت بره. برای دکانتامینیشن حواستون باشه که برای چشم میتونین از بی اس کننده چشمی تتراکنین نیم درصد استفاده کنیم برای بی‌حسی و باید 1 تا 2 ساعت خصوصا اگر که قلیایی هست ماده مخاط چشم رستشو بشه، بعد 10 دقیقه پی اچش چک بشه و اونقدر این کار تکرار بشه تا اینکه پی اچ چشم بین 72 تا 74 حفظ بشه. علت این که عرض کردم قلیاها خطرناک ترن به این خاطر که اسیدا چه توی پوست چه توی مخاط باعث میشن که یک نکروز انعقادی ایجاد بشه و اون بافت نکروز شده و منعقد شده باعث میشه که اون سوختگی به لایه‌های زیرین منتقل نشه، ولی قلیاها نکروز میعانی ایجاد میکنن، تا عمق بافت رو به صورت ناگهانی میسوزونن. نگاه میکنی میبینی که توی ظاهر خیلی آسیب زیادی ندیده ولی فول تیکنس پوست یا مخاط سوخته. مثلا جوهر نمک یا این قلیاهایی که برای شستشو استفاده میشه، بله مقدار کمش میتونه باعث تنگی شدید مری و حتی پارگی مری و آسیب به معده بشه. ملاحظه بفرمایید که این نکروز میعانی منظورم این هست، ملاحظه کنین که چطوری پوست رو سوزونده. یه سری از چیزا هستن که یه سری از سموم هستن که عرض کردم که اینا روی پوست میپاشن، شما اینا رو دیگه نباید با آب بشوری. مثل فلزات فعال، هر چیزی که ماهیت فلزی داره نباید شما با آب بشوریش، به این خاطر که اگه آب به فلز بخوره یک واکنش گرمازا ایجاد میکنه و باعث فعال شدنش میشه. مثل چی؟ مثل آهک، همین کربنات کلسیوم، یا اینکه مثل خدمت شما عرض شود که این جوشای کاربید هست یا هوا برش و اینا، اون کاربید کلسیوم دیگه، اینا اگه آب بهشون بخوره فعال میشن و باعث سوختگی شدید میشن. مثل این سانحه‌ای بود که این چند روز پیش که کارخونه کربنات کلسیوم منفجر شده بود. توی اونجور شرایط باید مراقب باشین که افراد نباید آب به بدنشون بخوره، به اون خاطر که عوارض بیشتر میشه. باید با یک برس مویی ابتدا تمام اون فلز از روی پوست جدا بشه تا جای ممکن و بعد
وقتی که کامل جدا شد و بعد شسته بشه. در مورد آسیب پوستی ما یه چیز دیگه هم داریم، قیر و هم خانواده‌اش، قیر و آسفالت و اینا. اینا هم سعی میکنیم که خدمت شما عرض شود که تا جای ممکن، یعنی که اینا با هیچی جدا نمیشن از پوست، فقط مگر اینکه حل بشن. برای حمامان حلال هم از چیزهای چرب استفاده میکنیم، مثل روغن، مثل کره و غیره. با اونا خنکشون میکنیم، با یا اینم اگر خواستیم بشوریم با روغن خنک، مثلا روغن موتور خنک خنکش میکنیم، آب روش نمیریزیم که این فلزات و اینا فعال بشن. اینم مد نظر داشته باشین. دکانتامینیشن هم که عرض کردم، معمولا استفراغ مریضا توی هر شرایطی ممنوعه، بیمار رو مجبور به استفراغ نمیکنیم. یه سری اندیکاسیونا داره، ظرف یک ساعت اول میتونیم به شارکل بدیم که اگر بیمارمون خدمتتون عرض شود که اگر که این چی شد، اگر بیمارمون صفحه 23 بودیم، بله اگر بیمارمون نیاز داشت و توی یک ساعت اول بود، شارکل رو یک گرم به ازای هر کیلو وزنش، مثلا برای یه آدم بالغ حدود 60 گرمش رو با آب حل میکنه، مگه هوشیار همینجوری که میبینه میتونه بخوره. اگر هم که بیهوش، اگر اندیکاسیون داشته باشه، براش لوله معده میذاریم و از طریق لوله معده میدیم. خصوصا همیشه بنزین، تینر، رنگ از این چیزا خورده، به اینا به هیچ وجه بهش چیز نمیدیم. خدمت خب صدای منو دارین کماکان؟ بله، صدای شما هست. اشکال نداره، تصویر رفت ولی آره، این به خاطر داستان لپتاپ هست. خدمت شما عرض شود که برای دکانتامینیشن هم ما بعضی وقتا میتونیم از دوزهای متعدد شارکل استفاده کنیم، مثلا مسفوتوفیلین، کربامازپین و اینا، میتونیم دوزهای شارکل رو تکرار کنیم. برای کاهش جذبش ما سری کار میتونیم شستشوی روده بدیم، هول باول ایریگیشن با پگ، پلی‌اتیلن گلایکول جذب نمیشه، به صورت خوراکی حل میکنن. همین که برای کولونوسکوپی میدن، این رو خدمت شما عرض کنم که این بد شد. خب این رو به بیمار میدن شروع کنه به دفع کردن. بعضی هم مریض هستن که بادی پکرن، مثلا مواد جاسازی کرده توی بدنش و استیبل، علائم انسداد و اینا نداره، علائم جراحی نداره، تو اینجور شرایط هم ما میتونیم استفاده کنیم از پگ و دفع هم کم میکنه. گفتم چون معمولا مریضا ایلئوس پیدا میکنن، عصبهای روده خوبی کار نمیکنه، جذب دارو مداومه، با پگ کمک میکنه که سریع ازشون دفع بشه. میتونیم مریض رو همودیالیز کنیم، همون پرفیوژن کنیم، یعنی وقتی که جذب خون شده جداش کنیم، ازش اون سم رو بگیریم، مثل مسمومیت با متانول مثلا. در مورد اتانول و متانول میدونین که هر خدمت رو عرض کنم که هم اتانول هم متانول توی بدن تبدیل میشن به آلدهید، یعنی اتانول میشه خدمت شما عرض شود که آلدهید، متانول میشه فرمالدهید و اون آلدهید و فرمالدهید هست که باعث اون علائم میشه، سمپاتومیمتیک رگهای محیطی رو گشاد میکنه و باعث اون شواهد مستی که گفتم میشه. قضیه چیه؟ اینه که در مورد اتانول و متانول باید یه توضیح بهتون بدم، با اینکه وقت من تموم شده، باید یه توضیح خدمت شما بدم با اجازتون، اگر که دوستان اجازه میدن. بذارین چیزا رو بخونم، کامنت ها رو. خب در حد دو سه دقیقه چشم. اتانول و متانول ببینین هر دو تخمیر حاصل میشن، از تخمیر قند و اون یکی هم متانول هم از تخمیر چوب حاصل میشه. نکته اینه که همیشه در هر شرایطی اتانول و متانول با همن، یعنی حتی توی شرایط آزمایشگاهی دیدین که توی این اتانولایی هست که توی خدمت شما عرض کنم، این اتانولایی هست که توی بیمارستان و اینا هست،
اون کنارش نوشته متانول، یعنی همیشه اتانول و متانول با هم دیگن، امکان نداره هیچ تخمیری اتانول و متانول با هم نداشته باشه. حالا تو شرایطی که مثلا به صورت غیر استریل و در فضای خارج کاموییت مناسب این تخمیر رو انجام میدن برای تولید الکل، اون چیزی که بهش میگن مونشاین یا الکل دستساز، متانول همیشه بیشتره، امکان نداره که متانولش کم باشه. به اندازه‌ای که در طولانی مدت به فراسی بزنه متانول داره. چرا؟ به این خاطر که به هر حال به اون دمای محیط، دودگی قارچی باکتریایی، به اینکه اون موادی که استفاده شده چقدر قند و چقدر سلولوز داره، به همه اینا وابسته است و اینا توی شرایط غیر قابل و توی شرایط غیر کارخونه‌ای غیر قابل کنترل هستن. پس ما اتانول و متانول رو همیشه داریم. چرا معمولا اثر نمیذاره به این خاطر، یا چرا اینقدر اینا رو استفاده میکنن؟ به این خاطر که میدونن که متابولیسمشون توی کبد رقابتی با هم دیگه، یعنی که مفهومش اینه تا وقتی که توی بدن فرد یه فرد یه الکل دستساز میخوره که اتانول و متانول رو با هم داره، خب تا وقتی که اتانول توی خونش هست این اتانول داره آلدهید تولید میکنه و اون علائم رو اون حس و حال رو برای فردی تموم میشه، متانول شروع میکنه به متابولیزه شدن و متانول هم همین علائم رو داره، بلکه سنگین تر داره، ولی خطرش اینه که توی کلیه، مغز، عصب چشم، CNS همه جا رسوب میکنه و باعث آسیب دائمی اینها میشه. چون طول مدت بیشتری فرد رو توی اون حالت نگه میداره، فهم میکنن که مثلا ناره خوبه و متانول نداره، در صورتی که همچین چیزی وجود نداره. این یه کانسپت اشتباهه، به هیچ وجه همچین چیزی نداریم. اینو 10 بار تاکید کردم خدمت شما عرض شود که در مورد ترامادول گفته بودین، ترامادول فقط اوپیوم نیست، به اون خاطر خطرناکه. ترامادول علاوه بر اینکه اوپیوید هست، سروتونرژیک هست و دوپامینرژیک هم هست، یعنی باعث ایجاد سرخوشی میشه و باعث اعتیاد بسیار شدید میشه و بدن هم شدیداً بهش عادت میکنه. این باید دوزش رو فرد بالاتر ببره. یکی از بدترین انواع اوپیومی هست که توی بازار موجوده و به اون به خاطر اینکه سروتونرژیک و نورادرنرژیک و دوپامینرژیک هست، آستانه تشنج رو میاره پایین، میتونه باعث ایجاد توی حتی فردی که سابقه نداره یا بیماری زمینه ای نداره بشه. اینم از ترامادول که یکی از داروهای خطرناک. ترامادول هم میوز نمیده، مثل پتیدین هست. کسی که نفت و بنزین میخوره چی کار کنیم؟ عرض کردم وادار به استفراغش نباید بکنی، به این خاطر که ماده فرار برگرده قطعا آسپیره میکنه. من دوست داشتم بهتون گزیدگی ها هم بگم، عقرب گزیدگی، مار گزیدگی، که فکر کنم دیگه فرصت من تموم. اگر سوالی هست در خدمت شما هستم. خسته نباشین استاد، خیلی ممنون، متشکرم از شما. استاد من یاد این مسئله افتادم وقتی داشتین در واقع مسمومیت ها رو توضیح میدادین و مواردی که برای خودکشی استفاده میشه. تازگی گویا دانشجویان پزشکی خیلی روی آوردن به خودکشی با پتاسیم که اون هم موجب آریتمی میشه و به نحوی پیش خواهد رفت که حالا شما توضیح دادین برای اینکه باید چی کار بکنید. متشکرم از شما. متاسفانه توی این افرادی که تفکرات خودکشی یا حتی آسیب زدن به دیگران دارن، اینا نیازمند حمایتایی هستند که تا قبل از اینکه اینجوری کار دست خودشون رو دیگران بدن باید تحت درمان قرار بگیرن. چون همینجور که میدونین ظاهرا مقدار خیلی زیادی، قریب به 100% همه این افراد قبل از این حادثه با یک نفر در این مورد صحبت کردن. بله دقیقاً همینطور. خیلی هم عالی آقای دکتر، متشکرم از صحبت ارزشمندتون. ممنون از پایلک برمون نشون دادید و ممنون از توضیحات کامل. دوستان فکر میکنم هر کسی که سوال پرسید در قبل برنامه جواب داده شد. متشکرم از همگی. میخوام از آقای دکتر خداحافظی بکنم و مجددا متشکرم از شما. خیلی ممنون. میسپاریم بریم سراغ میهمان بعدیمون، جناب آقای دکتر میثم اخلاق، دوست بزرگوار، پزشک عمومی، پژوهشگر و مدرس هلال احمر، یک پزشک جوان و امدادگر حرفه‌ای که تجربه خیلی زیادی هم در این مسئله دارن. آقای دکتر اخلاق، دوست بزرگوار، شما هستید الان. خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار همگی. خدا نگهدار آقای دکتر، خدا نگهدار شما باشه. آقای اخلاق دوست، اگر بسیار عمالی آقای دکتر لطفاً
بهشون دسترسی داده بشه. در خدمت شما هستیم. قرار برام راجع به سی پی آر و کنترل خونریزی خارجی صحبت بکنن. خیلی هم عالی. ما سراپا گوشیم. پرزنتر شدن آقای دکتر؟ فقط یه چند لحظه قبل اومدن آقای دکتر، سلام وقتتون بخیر. قبل اومدن آقای دکتر عزیزان پرسیده بودن که چجوری میتونن اسلاید رو دانلود کنن. من یه شیر اسکرین کنم و اینو بهشون آموزش بدم. الان اسکرین منو دارید درسته؟ بله بله. خب اینجا که نوشته جنرال منیجمنت، این سه تا نقطه رو بزنید لطفاً و اینجا دانلود رو بزنید. از اینجا میتونید اسلاید رو دانلود کنید. بسیار عمالی. متشکرم از شما خانم محمد. دوستان این سوال هم رفت شد. بریم سراغ دعوت از جناب آقای دکتر. آقای دکتر الان هستین در کنار ما؟ سلام و درود، وقت بخیر. صدای بنده داریم؟ بله بله آقای دکتر، اخلاق دوست بزرگوار، صدای شما رو داریم. اون تا تصویر بسته است که داره باز میشه. متشکرم. سلام مجدد، خیلی خوش آمدید. شما بخیر باشه. خیلی ممنونم بابت برگزاری همچین وبینار بسیار ارزشمندی. بسیار استفاده کردم از حضور اساتید محترم. امیدوارم تو تایمی که در خدمتتون هستم بتونم مطالب مفیدی رو ارائه بدم. هرچند که میدونم عزیزان خسته هستم، سعی میکنم که خیلی مطالب رو به صورت فشرده و خلاصه خدمتتون ارائه بدم. همونطور که مستظر هستم، دو تا مطلب سی پی آر و کنترل خونریزی خارجی رو قرار شد ارائه بدیم. مثلا هر کدوم از اینها مطالبی هستش که خیلی بسیط هستن و هر کدوم حداقل 2 ساعت 3 ساعت وقت نیاز داره. من سعی می‌کنم تا جای ممکنه جدیدترین آپدیت ها و بروز رسانی ها رو و کلیدی ترین نکات رو خدمت عزیزان بگم و در حین حال هر کدوم از عزیزان سوالی پرسیدن بتونم به سوال دوستان هم پاسخ بدم. مطلب اولی که خدمتتون ارائه می‌کنم بحث سی پی آر هستش. همونطور که مطلع هستید، انجمن قلب آمریکا یا American Heart Association ارگانیزیشن و سازمانی هستش که هر ساله به روز رسانی این در حقیقت دستورالعمل احیای قلبی مغزی ریوی رو در کل دنیا به روز رسانی میکنه و دستورالعمل هاش رو هر 5 سال یک بار منتشر میکنه. آخرین دستورالعملی که منتشر شده سال 2015 بود و دو سال پیش سال 2020 دستورالعمل آخری رو منتشر کردش که حالا یه قسمت‌های مربوط به آپدیت‌های سی پی آر در خصوص افراد مبتلا به کووید 19 بودن و یه قسمت‌های هم به روز رسانیه که بر اساس جدیدترین مطالعات تو 5 سال گذشته بودن، یعنی از باز 2015 تا 2020 هرچی مطالعات انجام شده و بررسی کردن و مورد ارزیابی و انتقاد قرار دادن و در نهایت نتیجه شد این دستورالعملی که مطالب جدیدش رو امروز خدمتتون ارائه خواهم داد. همونطور که مطلع هستید، سی داره یه کوچولو به بحث هیستوری و تاریخش بپردازیم. توی زمانهای گذشته بر اساس قوانین و فرهنگ و آداب و رسوم کشورهای مختلف، تمدنهای مختلف، افرادی که دچار مرگ ناگهانی میشدن رو سعی میکردن که زنده کنن و برگردن. یکی از کارهایی که میکردن در حقیقت مثلا توی ژاپن این که با قاشق یا برگ‌های ساقه در حقیقت برنج می‌بودن شخص رو شروع می‌کردن به تحبیل کردن و زدن که این ایست قلبی اون شخص برگرده و احیا بشه. خب شاید مثلا در هر 1000 نفر هر یک نفر به صورت اتفاقی زنده می‌شد و برمی‌گشت. به مرور متوجه شدن که اگر ما در حقیقت بیایم از شیوه‌های درست احیای قلبی استفاده کنیم، می‌تونیم افراد رو زنده نگه داریم. پس تو این اسلاید بعدی که دارید ملاحظه می‌کنید، بعضی از افرادی که دچار ارست قلبی یا ایست قلبی می‌شدن رو سوار اسب می‌کردن، سوار چهارپا می‌کردن، به تاخت می‌تازوندن تا این بالا پایین رفتن رو کمک کنه که اون شخص احیا بشه. یا تو تصویر سمت راست اگر ملاحظه کنید، شخص رو روی بشکه می‌ذاشتن و قلب می‌دادن. همه اینها در حقیقت دستورالعملی شدش، سرانجام شد دستورالعملی که امروز خدمتتون ارائه خواهیم داد. به مرور در حقیقت خیلی از موارد اضافه شد به بحث احیای قلبی و خیلی از اونها حذف شدش. قبل از اینکه بخوام در مورد دیتیلش بخوام بپردازیم، ما به صورت کلی دو نوع احیای قلبی داریم. یه احیای قلبی داریم که داخل بیمارستان هستش، یعنی اینترا هاسپیتال هستش که ما این کار انجام میدیم. یه احیای قلبی داریم که خارج از بیمارستان، یعنی در حقیقت شما در یک ایستگاه اتوبوس هستید، در مترو هستید، در استخر هستید، در خیابان هستید، یک نفر ناگهان جلوی شما دچار ایست قلبی یا کاردیاک ارست میشه و جلوی به زمین میفته.
خب این میشه خارج از بیمارستان. داخل بیمارستان هم که خب بیماره در به این دو گروه متفاوت، داخل بیمارستان یکی خارج از بیمارستان. خارج از این هم برای گروه افرادی که در حقیقت هلث کیر پرووایدینگ یا ICP ها هستن، کسایی که آموزش های در حقیقت نیمه تخصصی و تخصصی احیای قلبی رو دیدن، دستورالعمل متفاوته. در مورد کسایی که هیچ گونه آموزشی ندیدن، مثلا برفرض مثلا یک فرد یک راننده هست، یک فرد یک سوپرمارکت داره و حداقل این آموزش ها رو دیدن، برای اینها یک سری دستورالعمل ها در نظر گرفته. خب به طبع از ساده به پیشرفته ممکنه در حقیقت تفاوت داشته باشه که خب خدمتتون خواهیم گفت. پس ما به صورت کلی یه افراد آموزش دیده داریم، یه افراد غیر آموزش دیده داریم که در حقیقت میخوان احیای قلبی رو انجام بدن، و یه احیایی داریم داخل بیمارستانه که امکانات و دارو و دستگاه و تجهیزات داریم، و یه احیایی داریم که خارج از بیمارستان هستش. خب مطالبی که عمده مطالبی که خدمتون دارم ارائه میدم از رفرنس که دارید ملاحظه میکنید برگرفته شده، بعضی از اینها خارج از بحث انجمن قلب آمریکا است و از رفرنس های معتبر دیگه ارائه شده که اگر لازم بود خدمتتون ارائه میدم. این دستورالعمل های احیای قلبی رو به راحتی میتونید تو سایت وارد بشید. البته متأسفانه به خاطر شرایط کشورمون که هستش، تحریم ها موجب شده که خب خیلی از اینها برای ما فیلتر هستش، ولی خیلی از اینها رو بدون فیلتر شکن هم میتونید برید دانلود کنید، کامل بخونید و اطلاعات به جزئیات هر آیتم پی ببرید. ما برفرض مثال من میخوام حالتی رو خدمت شما بگم که یک نفر رو میبینید، یک فرد رو میبینید به روی زمین افتاده و بیهوش هستش. ابتداترین کاری که باید انجام بدیم این هستش که از وضعیت هوشیاری شخص مطلع بشیم. خب یه سیستمی داریم به نام سیستم افکو یا AVPU که در حقیقت میاد سطح هوشی تو سریع ترین حالات ممکنه بررسی میکنه از اینکه یک فرد هوشیار هستش یا اینکه یک فرد کاملا غیر پاسخگو و بیهوش هستش. همونطوری که دارید ملاحظه میکنید الرت یعنی فرد کاملا هوشیار هستش، وایس زمانی هستش یا ورول زمانی هستش که ما شخص رو صدا میکنیم، آقا خانم صدای من رو میشنوید. اگر شخص به صدا کردن ما پاسخ بده یعنی بیمار هوشیاره و هوشیارش ولی تو سطح وی قرار گرفته. پی از کلمه پین هستش، یعنی میخوام ببینیم که شخص وقتی تحریک دردناک میکنیم آیا به تحریک دردناک ما پاسخ میده یا نه. با آهستگی میتونیم روی شونه های شخص بزنیم به شرطی که تروما یا حادثه ای نده، مثلا اگه جایی سقوط کرده یا هر چیزی، به روی شونه زدن میتونه به آسیب های نخاعی رو تحریک کنه برای بیمار. میتونیم گوشه در حقیقت ابروی شخص رو وشکونی ریز بگیریم و صداش کنه. اگر بیمار به تحریک دردناک من به پی من پاسخ بده، خب مشخصه که بیمار هوشیار هستش و هوشش در سطح پی است. اما اگه من هر کاری کنم، هر چون شخص رو صدا کنم، روی شونه هاش بزنم و اسمش رو ببرم آقا خانم صدای من رو میشنوی و من هیچ پاسخ نده، بیمار تو مرحله غیر پاسخگو و آن ریسپانسیبل هست. خب مرحله بعدی که میتونیم انجام بدیم، خب چک کردن وضعیت تنفس هست. برای اینکه بررسی وضعیت تنفس افراد وقتی که تو این حالت قرار گرفتن، وقتی ما روی صورت بیمار خم بشی و نگاه هم به سمت شکم و قفسه سینه بیمار باشه، یعنی با نگاهمون داریم حرکت قفسه سینه و شکم رو می‌بینیم. ضمن اینکه گونه‌های ما نزدیک به دهان بیماره، اگر بیمار گرمای تنفسی هم داشته باشه با گونه‌هامون می‌تونیم احساسش کنیم. چون گوشمون هم نزدیک دهان بیمار هست، می‌تونیم صدای تنفس بیمار رو هم احساس کنیم. پس می‌تونیم هم ببینیم، هم حس کنیم و هم بشنویم. در حقیقت می‌تونیم سریع تو کمتر از چند ثانیه متوجه بشیم که بیمار ما تنفس داره یا نداره. تا اینجا ارزیابی مصدوم، یعنی اینکه ما ببینیم بیمار هوشیار هست، پاسخگو هست به صورت معمول و تنفس داره یا نداره، این یک فرد عادیه که حتی آموزشی هم ندیده باشه میتونه متوجه بشه که این بیمار هر کاری که به ما پاسخ میده یا نمیده و در حقیقت تنفسی داره یا نداره. گاهی اوقات بیمار ما دچار تنفس‌هایی هست به نام تنفس‌های گسپینگ یا نالمانند یا مثلا آهمانند. مثلا شما بالا سر یک بیمار میبینید مثلا توی خیابون افتاده، خم میشه روی صورتش، ببینید تنفسش اینجوریه و بعد چند ثانیه بعد دوباره همین تکرار میشه. اینا یا در حقیقت تنفس شهر تنفس های
سطحی هستن که در حقیق ما اینها رو به عنوان عدم تنفس تلقی میکنیم، یعنی نمیگیم بیمار تنفس داره. من خودم یک بار در مثلا یکی از خیابون‌های تهران شب داشتم از بیمارستان برمیگشتم، یعنی بیمار رو زمین افتاده، کچلوار پوشیده، دور و برش جمعه و یک فردی این رو کنارش وایساده و هیچ کاری نمی‌کنه. گفتم این کارش نمی‌کنی، احیاش نمی‌کنی؟ گفت نه تنفس داره. خم شدم دیدم بیمار کاملا گسپینگ و چند دقیقه تو حالت گسپینگ بود و در نهایت هم قطع کامل تنفس شد. پس هر موقع بیمار تنفس نداشت یا دیدیم تنفس گسپینگ یا یک دقیقه شاید 8 تنفس باشه، 9 تا 10 تا تنفس اینجوری نوش که به عنوان عدم تنفس و فقدان تنفس در نظر می‌گیریم، شخص کاندید این هستش که ما احیای قلبی رو شروع کنیم. پس یک، غیر پاسخگو بودن، دو، عدم تنفس. حالا برای دوستانی که به عنوان هلث کیر پرووایدر هستن، توی بیمارستان کار میکنن، امدادگر هستن و با نبض ها آشنا هستن، ما میتونیم نبض کاروتید رو هم اینجا چک کنیم. نبض کاروتید در حقیقت اگر اینجا زائد برجسته غضروف تایروید تیروید رو لمس کنید، بکشید دستتون رو کنار 2 سانتی ور یا 2 سانتی اینورتر، میتونید چرگان کاروتید نبض قوی کاروتید رو لمس کنید. با دو انگوش همیشه برای چک نبض استفاده میکنیم و برای اینکه ببینیم بیمار نبض داره یا نداره از که همتر از 10 ثانیه میتونید چک کنید. من خودم خیلی وقتا برای اینکه بخوام ببینم بیمارم نبض و تنفسش برقرار هست یا نه، همزمان این کار میکنم، یعنی دستم روی کاروتیدش میذارم، صورتمو برمیگردونم روی دهان بیمار که حرکت قفس سینه و صدای تنفس و گرم تنفسش رو متوجه بشم که زمان کمتری از دست بدم. خب میدونید که ما از 11 دقیقه به بعد، یعنی 10 دقیقه که رد میکنیم، سلول های مغز دچار آسیب های غیر قابل برگشت پذیر میشن، یعنی هر کاری کنیم سلول ها اوکی نمیشن. اگر خیلی سریع باز به داده بیمار برسیم، ممکنه بیمار با زایات شدید در حقیقت شاید حرکتی، حتی فلج مغزی، سربرال پارسی و چیزهای دیگه مواجه بشه. دیرتر بشه بیمار میره به مرگ مغزی و از بین میره. خب این ممکنه خیلی از ما باشن که به هر علتی استرس و هر مصرف دارو یا هر شرط دیگه دچار ایست قلبی بشن. همونطور که میدونی اولین علت مرگ عمومی توی کشورهای در حال توسعه مثل کشور ایران بیماری های قلبی عروقی و کاردیاک ارست و ایست قلبی هستش. پس خب ممکنه در همین نزدیکی ما در خانواده ما این اتفاق نکته رو خدمتون عرض کنم، اینکه برای چک کاروتید اولا کودکان زیر یک سال رو ما از شریان براکیالشون استفاده میکنیم و برای چک کردن کاروتید توی بزرگسالان همیشه یک طرفه این کار انجام میدیم، یعنی هیچ وقت دو طرفه این رو چک نکنید و مدت زمان طولانی در حقیقت بازی نکنید، با منیپولیتش نکنید، دستکاریش نکنید که میتونه در حقیقت موجب اسپاس و سرگیجه برای بیمار بشه. خب وقتی که تشخیص دادیم، پس مرحله اول این هستش که ما به عنوان یک کسی که هیچ آموزش خاصی نداره میبینیم علائم بیمار رو چک میکنیم، بیمار هوشیار نیستش، بیمار تنفس نداره، حالا اگر امدادگر بودیم یا پزشک و پرستار بودیم چک میکنیم کاروتید نداره، نبض نداره، بلافاصله سیستم امرجنسی رو اکتیو میکنیم، یعنی سیستم اکتیویت میکنیم سیستم EMS رو. حالا ممکن اگر کسی اونجا باشه بتونیم صدا کنیم، پرستار، آقا، خانم، اگر میتونید تماس بگیرید با اورژانس و پیگیری کنید تماس گرفتنش، اگر توی بیمارستان هستیم پزشک و سوپروایزر رو میتونید صدا کنید. پس به هر حال یک نفر رو صدا میکنید. اگر هیچ کسی نیست گوشیتون رو بردارید، زنگ بزنید به 115، توی کشور ما 115 است و شماره جهانی در حقیقت جمعیت هلال احمر یا صلیب سرخ جهانی 112 است. اگر گوشیتون شارژ نداشته باشه، شارژ اعتباری نداشته باشه، آنتن دی نداشته باشه، بس به صلیب سرخ نزدیکترین صلیب سرخ منطقه متصل میشه و میتونه به اونجا تماس بگیره و ازشون درخواست کمک کنه. پس درخواست کمک میکنیم به خاطر اینکه من و شما توانمون محدوده، نمیتونیم بیمار رو مثلا 2 روز سی پی آر کنیم، احیا کنیم، نمیتونیم 2 ساعت احیا کنیم، به خاطر اینکه این وقفه، این در حقیقت زنجیره‌ای که قرار ما برقرار کنیم و حیات شخص رو برقرار کنیم و سیف کنیم، از دست ندیم. ما بلافاصله تماس می‌گیریم تا رسیدن اورژانس، تا رسیدن کمک‌های دیگه، تا رسیدن پزشک بیمارستان، ما احیا رو بلافاصله شروع می‌کنیم. پس تشخیص اینکه بیمار آیا نیاز به احیا داره یا نداره، تماس با اورژانس و بلافاصله اینجا یه وقفه من خدمتتون عرض کنم. توی الگوریتم ها و اینترنشنال در حقیقت سیستم دفیبریلاتور یا شوک دفیبریلاتور اتومات
که تو تقریبا تمام کشورهای دنیا تو ایستگاه اتوبوس، استخر، نمیدونم مترو، فرودگاه، همه اینها شما و ممکن بارها بارها اینها رو دیده باشید که نصب شده و میتونید از اونها استفاده کنید. طوری طراحی شده که اگه منی که هیچ گونه آموزشی هم ندیده باشم، فقط با دیدن همون اشکالی که روی ایدی هست میتونم ازش کمک بگیرم. مطالعات نشون داده اگر من و شما از این نیاز به تنظیم خاصی نداریم، یعنی دکمه روشن خاموش داره، دو تا پد داره که حالا عکسش خدمتتون نشون میدم، به قفسه سینه متصل میشه، جاش هم کاملا خودش مشخص میشه و دکمه استارت هم میزنه. زمانی که لازم باشه خودش شوک بایفازیک به حدود 200 شوک به بیمار میده و بیمار رو در حقیقت ریتم قلبی بیمار رو ارزیابی میکنه و نشون میده که بالای 60% کسانی که از AED استفاده میکنن، بیماران برگشتشون بیشتر میشه و احیا شدنشون سریعتر اتفاق میفته. خب متاسفانه تو کشور ما خیلی ما با این دستگاه روبرو نیستیم. بعضی از بیمارستان ها ممکن داشته باشن، بعضی از ادارات دولتی مبین. مختصات ماساژ قلبی رو هم خدمتتون بگم که کجا رو ما بخوایم ماساژ بدیم. اولا که مهمترین رکنی که ما توی احیای قلبی داریم و به هیچ عنوان نباید تو هر شرایطی نباید فراموش بشه و نباید بینش وقت بیفته، ماساژ قلبی هست. در واقع ما ماساژی که داریم میدیم، چون قلب زیر دست ما قرار میگیره، ما داریم کار عضلات قلب رو انجام میدیم. یک پمپ رو در حقیقت داریم به صورت بازو بستش میکنیم، فعال و غیر فعالش میکنیم که گردش خون برقرار بشه. برای ما مهم نیست گردش خون تو پاهای بیمار اتفاق بیفته، نمیدونم تو کبد بیمار اتفاق بیفته. گردش خونی که برای ما مهمه صرفا خون به سمت از طریق کاروتیدها به سمت مغز بره، یعنی میخوایم که بیمار دچار آسیب مغزی و مرگ مغزی نشه. پس تا زمانی که من دارم کامپرس میکنم، یعنی دارم خون رو فشار میدم، بیمار رو از نظر مغزی زنده نگه داشتم. پس اینقدر کار ما بسیار بسیار ارجحیت داره و بسیار پر اهمیت هستش. پس خواهشم اینه که هر موقع خواستیم احیا کنیم بینش وقفه نندازیم. اینجوری نیست که بگیم من حالا برم یه نخ سیگار بکشم دوباره برگردم میام، یا یه ذره خسته شدم آقای دکتر اخلاق دوست، صدای منو داریم؟ صدای شما قطع شده الان برای ما. آقای دکتر اخلاق دوست، صدای شما رو نداریم، تصویرتون هم قطع شده، احتمالاً موبایلشون زنگ خورد و با اینترنت موبایل بودن که ارتباطشون از دست رفت. اگه بتونید دوباره متصل بکنید آقای دکتر اخلاق دوست، خیلی خوب میشه. خانم محمد میتونید ارتباط بگیرید با آقای دکتر؟ بله متشکرم. خب عزیزان، تا آقای دکتر برمیگردن اگر سوالی در رابطه با CPR دارین، خواهش میکنم همینجا تایپ بفرمایید که آقای دکتر در خلال صحبت هاشون پاسخ خواهم باشن به این سوال. خوش برگشتین آقای دکتر. خانم محمد، آقای دکتر اومدن، الانم رئیسن کردن، بی زحمت دور پرزنترشون فرمایید. سلام مجدد آقای دکتر. ممنونم، ببخشید قطع شد.
بزرگواری. الان صدا تصویر بنده هستش خدمتتون. در خدمت شما بفرمایید. خب مرسی، من باز عذرخواهی میکنم. اما در مورد این که برای وقتی که ما شخص دچار ایست قلبی میشه کجا رو ماساژ بدیم، جایی که برای ما مهم هستش این هستش که توی قفسه سینه استخوان جناق یا که سلامش استرنوم میگیم، یک دوم انتهایش، یعنی اگر اینجا این گودی که توی اینجا هست رو لمس کنید و به سمت پایین که بیاید، یک حالت زایده زایفوی در حقیقت زایده ای که اینجا احساس میکنید، از اینجا تا اینجا میشه استخوان استرنوم ما. وسط این دوتا یک دوم انتهایش جایی هست که ماساژ میدیم. اما خب خیلی راه ساده ترش رو اگر بخواید ببینید یا تو بعضی از رفرنس های در حقیقت حتی طب اورژانس بخواید این رو بررسی کنید، میگن که بین دوتا نوک نیپل، بین دوتا نوک پستان یه خط بکشید، یه انگوش زیرش جایی هستش که شما میتونید پاشنه دستتون رو روش قرار بدید. اما باز هم راحت تر از این ها بعضی از رفرنس ها مثل خود آها مطرح میکنه، میگه زایده زایفوید که اینجا هست رو پیدا کنید، دو انگوش بالاتر از اون بذارید و در نهایت دستتون رو قرار بدید برای ماساژ. برای قرار دادن ماساژ فرق نمیکنه که کدوم دستتون رو زیر قرار میدین، کدوم دست رو قرار میدین، مهم اینه که پاشنه دستتون قرار بگیره. اگه انگوشای دستتون قرار بگیره فشار میاد روی استخوان‌های دنده و این موجب میشه که دنده‌های ما حین ماساژ دادن بشکنه. متأسفانه مثلا تو خیلی از جمعیت‌های امدادی یا ارگان‌های حتی پرستاران، نمیدونم حتی پزشکان توی بیمارستانا، گاهی اوقات می‌بینیم که شعار این هستش که ماساژ خوب ماساژی است که دنده بیمار بشکنه. این کاملاً یک دید بسیار بسیار اشتباه و در حقیقت دور از واقعیت و اخلاق هستش. و اینا ماساژی خوب هستش که ما بیمار رو بتونیم برگردونیم، ماساژ خوب هست که از اصول پیروی کنیم، ماساژی خوب هستش که به بیمار آسیب کمتر بزنه. اما اگه در این ماساژ بیمار دچار آسیب شده هیچ مشکلی وجود نداره و ما میتونیم این کار رو ادامه بدیم و هیچ مشکل برای ما نیستش و برای بیمار هم ان شاءالله پیش نمیاد. ولی پس پاشنه دست رو میذاریم، دو تا انگشت رو توی همدیگه حلقه میکنیم و در نهایت میتونیم از این استفاده کنیم برای اینکه بتونیم بیمار رو احیاش کنیم. خب من اسلایدم اگر ممکنه، چون دسترسی ندارم نمیره اسلاید بعدی. خان محمد لطفا اسلاید رو عوض میکنیم. ممنونم. لطفا بگید بعدی تا ما اسلاید رو عوض کنیم. اسلایداتون رو من تغییر میدم. دوستان عزیز شما میتونید این اسلاید ها رو از این بالا دانلود کنید، مثل اسلاید های دکتر بصیری. مرسی. فکر کنم آقای دکتر قطع شده. بله بله آقای دکتر خارج شد. ولی اینکانتش رو من میبینم اینجا، رئیس هندم کردن. حالا میخواید یک بار دیگه پرزنتر بکنید ایشونو؟ بله بله من پرزنترشون کردم، تغییر نقش دادم. من عذرخواهی میکنم، نمیدونم چرا این شکلی میشه. عرضم به خدمتتون که همونطور که توی تصویر ملاحظه میکنید انگوش‌ها حلقه شده توی همدیگه قرار گرفتن و با پاشنه دستان فشار میارید. نکته دیگه که وجود داره این که وقتی ما روی بیمار میخوایم این سی پی آر رو انجام بدیم، ماساژ انجام بدیم، خیلی از ما انرژی میگیره، خیلی بسیار کار سخت و انرژی بری هستش. بهتره که از نیروی وزنمون استفاده کنیم. دو اتفاق افتاده، یکی اینکه ما کمتر خسته میشیم اگر اسلاید بعدی رو محبت کنید، یکی اینکه در حقیقت سی پی آر کردن برای ما راحت‌تر است. همونطور که نگاه میکنید تو تصویر سمت چپ، بیمار کاملا عمود هست و حرکتی که توی ماساژ میخوایم بدیم باید از لگنمون اتفاق بیفته. حالا همکاران عزیزمون توی بیمارستان روی تخت بیمارستان این ماساژ رو انجام میدن، به حالت نشسته نیست، ولی اگر روی زمین باشیم دو زانو باید روی زمین قرار بگیره. گاهی وقتا من میبینم مثلا افراد چهار زانو نشستن و دارن ماساژ میدن. ماساژ با کیفیتی نیست و نه به بیمار کمک میکنه و نه برای من شما بعدش میتونه حس خوب داشته باشه که به کسی کمک کردیم. پس کاملا عمود روی بیمار، آرنجمون کاملا صاف باشه، سر گردنمون ریلکس و راحت باشه، یه نگاه به بیمار، یه نگاه به اطراف و ماساژ رو میتونیم انجام بدیم. اما با چه سرعتی ماساژ رو انجام بدیم؟
توی مثلا دستورالعمل 10 سال پیش اگر شما ملاحظه میکردین، ماساژ دادن مثلا 1001، 1002، 1003 تقریبا توی هر ثانیه یک ماساژ بود. اما الان با توجه به شرایطی که هستش و اینا، میبینن هر چقدر که سرعت ماساژ بیشتر میشه و ماساژ های عمیق تر و عمیق تری میشه، کیفیت برگشت زندگی بیمار و کیفیت احیا رو بالاتر میبره. پس یکی اینکه پوش هارد یعنی محکم فشار و پوش فست سریع ماساژ میدیم. سرعتش چجوری باشه؟ میگن تعداد ماساژ هامون سرعتش باید طوری باشه که انگار داریم 100 تا ماساژ تا 120 تا ماساژ در یک دقیقه میدیم. یعنی اگه خیلی ساده بخوام خدمتتون بگم، در هر ثانیه 2 تا ماساژ. پس سرعت ماساژ دادنمون بالاست. مهمترین ویژگی که داره اینه که ماساژ های ما باید پیوسته مستمر باشن و در حقیقت این ریتم و نظمش رو به هم نخوره. این برای ما خیلی مهمه و فاصله بینشون اتفاق نیفته. خب پس سرعتش مشخص شد، محلش هم مشخص شد، میمونه عمقش. تا چه عمقی فشار بدیم؟ چون ما داریم در مورد بزرگسالان و ادالت صحبت میکنیم، حداقل 2 اینچ مد نظرمون هستش. 2 اینچ اگر کمتر باشه یعنی قلب فشرده نمیشه، یعنی در حقیقت پمپاژ خون اتفاق نمیفته، یعنی کارمون فایده خاصی نداره. 2 اینچ یعنی حدودا 5 سانتی متر تا نهایتا 2.4 اینچ که همون 6 سانتی متر میشه. بیش از اون میتونه آسیب بزنه، آسیبای برگشت ناپذیر بزنه برای بیمار و پس تو این حد فاصله باید این کار رو انجام بدیم. و اما اینکه یک اتفاقی که ممکنه گاهی اوقات بیفته اینه که از هول و استرسی که توی صحنه داریم ماساژ هامون به سرعت و تونتون داره اتفاق میفته، اما قلب فرصت نمیکنه که ریکویل بشه یا اصطلاحاً پر بشه. این خونی که ما داریم میفرستیم، یه بطری آب معدنی رو در نظر بگیرید، وقتی که فشار میدید آبش تخلیه میشه، دوباره که دستتون رو برمیدارید توسط هوا پر میشه. توی قلب ما وقتی که دوباره دستمون از روی قلب برمیداریم توسط خون ما دوباره مجددا پر میشه و میتونیم ماساژ بعدی رو انجام بدیم. پس این باید اجازه بدیم کاملا قفس سینه وقتی میاد بالا دوباره این کار رو انجام بدیم. اگر قلب رو مرتبا و مکررن همون پایین فشار بدیم، مورد فشار قرار بدیم، خون رسانی خوبی برای بیمارمون اتفاق نمیفته. خب اگر ممکنه اسلاید بعدی رو هم لطف بفرمایید. این نمایی که دارید میبینید، یه باوری که متاسفانه ما ایرانی ها داریم این هستش که میگن قلب سمت چپه. کاملا همونطوری که میدونید قلب وسط میدیاستا، وسط قفسه سینه قرار گرفته، زیر استرنوم قرار گرفته. یک مقدار تو عموم جمعیت این هستش که ایپکس قلب یا نوک قلب به سمت چپ متمایل شده، به خاطر همین باور و این هست که به سمت چپه. این شما کاملا روی استرنوم یک دوباره انتهای فشار بدید، دارید زیرش قلب رو فشرده میکنید. بعضی از افراد که ممکنه دکستروکاردی هم داشته باشن، اون هم یعنی نوک قلبشون به جای سمت چپ به سمت راست متمایل شده باشه، باز هم احیا تو اونها هیچ تفاوتی نمیکنه. اسلاید بعدی محبت کنید. خب دستور عملی که الان دارید ملاحظه میکنید، دستور عمل BLS هست، Basic Life Support هست، برای افرادی که در حقیقت آموزش دیدن ولی احیاشون احیای خارج از بیمارستان هست، یعنی داخل محیط بیمارستان نیستش ولی خارج از بیمارستانشون توی خیابون دارید تشریف میبرید به عنوان پرستار، به عنوان پزشک، به عنوان امدادگری که آموزش دیده، بیماری رو میبینید که روی زمین افتاده و میخواین استفاده کنید. اولین کاری که میکنیم همون وضعیت سطح پاسخگو بودن بیمار رو چک میکنیم. اگر بیمار غیر پاسخگو بود میریم مرحله بعدی، تنفس بیمار رو چک میکنیم. حالا این اسلاید ها اینقدر ساده، این در حقیقت این الگوریتمی که آقا طراحی کرده اینقدر ساده و دوست داشتنی طراحی شدن که شما به راحتی میتونید بخونید و خیلی سریع میتونید بفهمید که تو به ذهنتون بسپارید که به چه نحوی هستش. وقتی که میبینید بیمار وضعیت تنفسش رو میخوایم چک کنیم، میبینید که آیا بیمار تنفس داره یا نداره. اگر بیمار تنفس داشت میریم سراغ بررسی وضعیت ضربان قلبش، آیا ضربان قلب داره یا نداره، یا همون پالس کاروتید داره یا نداره. بیمار غیر هوشیاره ولی تنفس داره، نبضم داره، چی کار کنیم؟ هیچی، مانیتورش میکنیم، تحت نظرش داریم تا EMS و اورژانس برسه. اما اگر بیمار تنفس نداشت، میریم سراغ نبضش، آیا نبض داره یا نداره. اگر نبض نداشت شروع میکنیم احیای قلبی کردن رو. اما اگر نبضم داشتش ولی تنفس نداشت ولی نبض داشتش، بیمار هر 2 دقیقه یک بار علائم حیاتیش مثل تنفس و نبضش رو چک میکنیم. به محض اینکه نبض بیمار بره شروع میکنیم CPR و احیا کردن رو. یک دستور عمل کلی داریم، اون هم این هستش که عمده افرادی که دچار
ایست تنفسی میشن، آب نمیکنن یا هر چیزی، به دنبالش دچار ایست قلبی میشن. یعنی خیلی در حقیقت آهار روی این قضیه پافشاری نمیکنه که اگر کسی ایست تنفسی داشت و نبض اوکی داشت، شما این نبض رو میتونید تا خیلی مدت طولانی، زمان طولانی میتونید بیمار رو فالو کنید و پیگیری کنید. ممکن تا 2-3 دقیقه آینده بیمار دچار ارست بشه و شما باید احیا رو آغاز کنید. خب حالا پس بیمار ما کاندید این شدش که یعنی تنفس نداره، نبض نداره. اگر یادتون باشه تو قسمت افرادی که آموزش ندیدن گفتیم، گفتیم اصلا نبض رو نیاز نیست چک کنن، فقط همون تنفس نداشتن میتونه کمک کننده باشه. چرا؟ چون این جزء آیتم های جدیدی هست که آقا اضافه کرده که میگیم اگر ما یه نفری رو که تنفس نداره، غیر هوشیاره، شروع کنیم به ماساژ دادن، حتی اگه ضربان قلب هم داشته باشه، به اشتباه نتونستیم ضربان تشخیص بدیم، خطر و عوارضش کمتر از افرادی هستش که خطر کمتر زمانی هستش که ما این بیمار رو از دست بدیم و به اشتباه نتونیم نبضش رو تشخیص بدیم که آیا نبض داره و نیاز هستش که سی پی آر شروع بشه یا نه. خب پس این برای ما الگوریتمی هست که انجام میدیم. حالا چی کار میکنیم؟ توی اول مرحله تماس با اورژانس یا درخواست کمک میکنیم، AED اگر داریم AED رو متصل میکنیم. همونطور که دارید توی تصویر ملاحظه میکنید، دستگاه AED هستش. توی تصویر بالا دو تا پد سفید رنگی میبینید که چسبناک، که روی خودش تصویر کشیده که کجا باید نصب بشه. عرض کردم خدمتتون هر کسی که کمتری میزان دانش، آموزش و سواد رو هم داشته باشه با دیدن این نقاشی ها میتونه ازش استفاده کنه، بسیار کاربری راحتی داره. خیلی از اینها سخنگو هستن، سخنگوی فارسیش موجوده در کشورمون. شما میتونید وصل کنید، خودش شروع کنه ریتم رو ارزیابی کردن، بلافاصله شروع کنید چست کامپرش کردن یا ماساژ قلبی دادن. این ماساژ قلبی دادن زمانی که لازم باشه، هم اسلاید قبلی محبت کنید، زمانی که لازم باشه ما برای بیمار شوک بدیم، خود دستگاه به ما اعلام میکنه، میگه ریتم رو ارزیابی کن، از بیمار فاصله بگیر، میخوام شوک بدم. تو این موقعیت یادتون باشه کمترین میزان اتصال باید به بیمار برقرار باشه. یعنی اگه به بیمار خودمون یا وسایلمون یا لباسمون متصل باشه، میتونه ما رو دچار برق‌گرفتگی یا در حقیقت جریان شوک AED مو بکنه. و بلافاصله بعد از اینکه هر موقع AED شوک رو داد، بلافاصله ماساژ دادن رو شروع میکنه. پس یه نکته خیلی مهم، تو هر شرایطی، تو بدترین شرایط دوست نداریم تنفس بدیم، دوست نداریم یا امکانات نداریم یا هر چیزی، چیزی که جون بیمار رو نگه می‌داره، جون بیمار رو سیف می‌کنه برای ما، بحث چست کامپرشن یا ماساژ قلبی هست که می‌تونه خیلی خیلی مفید باشه. طبق دستورالعمل‌های آها میگه هر 2 دقیقه یه بار توی بیمارستان، خارج از بیمارستان، افرادی که دارن ماساژ میدن باید جاشون عوض کن، چون انقدر خسته میشن. حتی اگه شما توی دستورالعمل اومده که زودتر دچار خستگی شدید، می‌تونید زودتر جاتون رو با فرد کناریتون عوض کنید و در حقیقت برید قسمت دیگه‌ای رو بخواید انجام بدید. خب ما تو خیابون هستیم، ماساژ دارم میدم، میخوام جابجا کنم. اگر 2 نفر هستین، یه نفر میتونه مسئول تنفس باشه، شما ماساژ بدین، بعد از 2 دقیقه جابجا کن، یا خودتون تنها هستین میتونید خودتون این کار انجام بدین. چند تا ماساژ بدم؟ یه اسلاید این تحت عنوان C2.2، یعنی 30 تا ماساژ میدیم با همون کیفیتی که گفتم خدمتتون، عمق قفسه سینه 5 سانتی متر، سرعت 100 تا 120 ماساژ در دقیقه که میشه 2 تا تو هر ثانیه، و وسط قفسه سینه 1/2 انتهای جناق 30 تا ماساژ میدیم. بلافاصله سر و گردن رو به سمت بالا انجام میدیم، هد تیل چاین لیفت انجام میدیم، چانه بیمار رو باز میکنیم، اگه تو دهنش جسم خارجی هست خارج میکنیم، دندون مصنوعی هست خارج میکنیم، استفراغ ومیت یا هر چیزی داره خارج میکنیم، و بینی بیمار رو میگیم 2 تا تنفس عمیق میدمیم داخل دهنش، یعنی فوت نمیکنیم، هیچ فایده ای نداره، باید بدمیم، یعنی قفسه سینه و شکم بیمار بیاد بالا. 30/2 عرض کردم خدمتتون، اگر دوست ندارید احساس چندش میکنید، هر مشکل دارید که فکر میکنید که نمیتونید ماساژ بدید به خاطر اینکه نمیتونید تنفس بدید، هیچ مشکلی وجود نداره، میتونید هنز اونلی سی پی آر رو انجام بدید، یعنی 2 دقیقه ماساژ بدید، بعد 2 دقیقه علائم حیاتی بیمار رو تو کمتر از 10 ثانیه چک کنید و دوباره اگه برنگشته بود دوباره این کار رو ادامه بدید. اگر توی وسط احیامون علائم حیاتی بیمار رو چک کردیم، دیدیم که بیمار برگشته، بیمار رو تو پوزیشن ریکاوری میخوابونیم که حالا عکسش رو خدمتتون نشون میدم، و همه ما خیلی همون شبا این شکلی میخوابیم، پوزیشن ریکاوری هست، و 2 دقیقه یک بار بیمار رو موظفیم چک کنیم، شاید دوباره دچار ارست بعدی بشه. خب ممنون میشم اسلاید بعدی رو محبت کنید. ببخشید من تون میخوام بگم که تا جای ممکنه بتونم مطالب رو خدمتتون ارائه بدم، چیزی رو از دست ندیم ان شاءالله. اسلاید بعدی رو محبت میکنید.
خانم محمد لطفا اسلاید رو عوض می‌کنم. لطف می‌کنی اسلاید بعدی. خانم محمد لطفا اسلاید عوض می‌کنین اگه براتون محدود هست. فکر می‌کنم خارج شد. این یک مشکلی در اتصال براشون پیش اومده. خب دوستان تا ما ارتباطمون مجدد برقرار میشه آقای دکتر اخلاق دوستان باز برگشتن. آقای دکتر من نمیتونم به شما دسترسی بدم. اکانت ادمین برگردم حالت عادی الان در خدمت شما خواهیم بود. دوستان در این فاصله اگر سوالی دارید میتونید تایپ بکنید. ممنونتون میشم. ممنونم. لطف میکنی اسلاید بعدی تشریف ببرین. خانم محمد اسلاید عوض میکنیم لطفا. من صدای شما رو ندارم متاسفانه. الان صدای من رو دارین؟ ندارین صدای من رو؟ آقای دکتر اخلاقوس اگر تشریف دارین در روم خواهش میکنم که در کامنت ها الان حضور بفرمایید چون باز احساس میکنم که خارج شدید. من تا آقای دکتر برمیگردن سوال آقای امین رو بخونم. دوستان در رابطه با اینکه گواهی رو چطور باید دریافت بکنیم در پایان بهتون توصیه خواهیم داد. آقای امین پرسیدن که توصیه‌تون چیه برای کسانی که اطلاعات تئوری خیلی زیادی رو کسب کردن و به صورت عملی هم تا حدودی کارها رو انجام دادن اما فرمودن که اگر من بتونم ادامه پیام شما رو بخونم نمیتونم اما صحنه‌ی تصادف رو ندیدن و به صورت واقعی هیچ برخوردی به اقدامات کمک‌های اولیه نداشتن برای اینکه آپدیت بمونه. خب بسیار عالی. حالا آقای دکتر برگردن اگر حضورشون رو دارین که سوال رو شنیدن و متوجه شدن. آره آقای دکتر هستن بریم. آقای دکتر اگه صدای منو دارین آقای امین پرسیدن که برای کسانی که اطلاعات تئوری رو دارن اطلاعات عملی رو هم تا حدی کسب کردن اما توی صحنه‌ی تصادف به صورت تجربه به نوعی حضور نداشتن و تا الان هیچ برخوردی نداشتن برای اقدامات کمک‌های اولیه برای اینکه آپدیت بمونن چه توصیه میتونید بهشون داشته باشین؟ من میبندم میکروفونم رو و تصویرم رو. خانم محمد بی زحمت آقای دکتر رو پرزنتر بفرمایید در خدمتشون باشیم. خب مجدداً عذرخواهی میکنم. کلاس تا ساعت 6 بود اما با توجه به اینکه یک مقدار در حقیقت برنامه زمانی به هم ریخته شد اینا من سعی میکنم انشاءالله خیلی زود کلاس رو تموم کنم. عرضم
همطور که مسئول عملی که دارید نگاه میکنید برای انجمن قلب، بخشید برای انجمن قلب آمریکا نگاه میکنید، در ایام کووید منتشر شد، دستورالعملی هستش که اشاره میکنه که اگر یک فردی رو گوشه خیابون جای دیدیم که در حقیقت غیر هوشیار هستش و تنفس نداره، اولین کاری که میکنیم تماس میگیریم با اورژانس، خودمون ماسک میزنیم، برای بیمار از ماسک استفاده میکنیم، چست کامپرشن رو یعنی ماساژ قلبی رو انجام میدیم، اگر ایدی دست در دسترس هست ایدی وصل میکنیم تا در حقیقت اورژانس بخواد برسه. خب اگر ممکنه اسلاید بعدی رو لطف کنید. اسلاید بعدی لطفا. معمولا چند درصد سی پی آر موفق هستن؟ طبق آماری که داریم 25% سی پی آر موفقن، اما خیلی وقت ما تو خود بیمارستان، من خودم دوره دانشجویی خودم بعد از دانشجویی، خیلی وقت می‌بینیم سی پی آری که داره انجام میشه سی پی آر اصولی و درستی نیستن، بخاطر انتظاری هم نیستش که بخواد خیلیشون موفق باشه، ولی با توجه به آمارهای کشور توسعه یافته و در حال توسعه، میانگینش به صورت 25 تا 40 درصد توی مطالعات هست، به صورت میانگین 25 میتونید در نظر بگیرید. خب این پوزیشن ریکاوری هست که خدمتون عرض کردم. پوزیشن ریکاوری یا بهبودی حالتی هستش که بیمار به پهلو میخوابه، سرگردان به سمت بالا خم میشه، دهان بیمار بازه، هم راحت بتونه تنفس کنه، مسیر تنفسیش برقراره، زبون بیمار برنگرده عقب، دچار بستن راه تنفسی بر بیمار نشه، و اگر بیمار تو این شرایط غیر خوش دچار آسپیریشن یا ومیت یا استفراغ بشه، بتونه خارج بشه و این آسپیره نکنه و راه تنفسیش رو نبنده. پس این پوزیشن ریکاوری تو این حالت هست بیمار، اگر چی؟ اگر بیمار تنفس و نبضش برگشت و دیدیم که بیمار صاحب نبض شدش، میتونیم تو این حالت قرار بدیم. 2 دقیقه یک بار میتونیم بیمار رو ارزیابی کنیم که اگر دوباره رفت دوباره به حالت برمیگردیم و ماساژ رو انجام میدیم. یه نکته کوچیکی رو هم خدمتتون عرض کنم، ماساژ دادن حتما حتما باید یک جای صاف باشه و اینکه زیر بیمار سفت باشه، یعنی روی تشک خوشخواب نرم، روی تخت نرم، روی یک محیط نرم هیچ فایده ای نداره برای بیمار، حتما باید پشت بیمار صاف باشه. ما تو بیمارستان یا تخت سیپر بس شدت صفر هستن یا اینکه از تختهای چوبی میتونیم استفاده کنیم و کمک بگیریم. خب اگر محبت کنید اسلاید بعدی. خب این الگوریتمی که دارید اینجا ملاحظه میکنید، الگوریتم ACLS هستش، یعنی الگوریتم پیشرفته احیای قلبی هست، قطعا توی بیمارستان چون وسایل و امکانات داریم و دارو ازش استفاده میکنیم. یادتون باشه مهمترین دارویی که توی احیای قلبی ازش استفاده میکنیم و توی دستورالعمل جدید بسیار بسیار به استفاده سریع زود هنگام بهش پرداخته شده، دارو اپینفرین هستش. دارو اپینفرین رو همونطور که تو تصویر دارید میبینید از سون از پاسیبل توصیه میکنه. منتها قبل از اینکه این الگوریتم بسیار ساده رو با هم دیگه بخوایم مرور کنیم و به سمت پایین بیایم، کاری که باید انجام بدیم بلافاصله وقتی بیمار توی بیمارستان دچار ارس میشه، برای بیمار تحت مانیتورینگ قرار میدیم، حالا یا به مانیتور وصلش میکنیم یا به دستگاه EKG یا دستگاه DC شوک، که هر کدوم از این نوار قلب بیمار و وضعیت اکسیژن رو در حقیقت وضعیت قلبی بیمار رو برای ما داره نشون میده. اکسیژن لازر و یا ماسک دهانی برای بیمار میذاریم تا در حقیقت ایروی منیجمنت پیشرفته بخواد برای بیمار اتفاق بیفته. کاری که دستگاه ما انجام میده تو مرحله اول اینه که به ما نشون میده آیا ریتم قلبی بیمار چه نوع ریتمیه، آیا قابل شوک دادن هست یا غیر قابل شوک دادن. یادتون باشه چه VF باشه بیمار، چه VTAC باشه، یعنی پاسلیس VTAC باشه، هر جفتش قابل شوک دادنه، یعنی خود دستگاه میگه شوک میتونی بدی و باید به بیمار تو مرحله اول شوک بدیم. اما اگر بیمار آسیستول باشه، یعنی همون خطی که تو خیلی از فیلم ها میبینید، یا PEA باشه، یعنی در حقیقت وضعیت الکتریکی قلب برقراره ولی وقتی نبض بیمار رو میگیرید پالس یا نبض رو احساس نمیکنه، تو اینجا ما نمیتونیم به بیمار شوک بدیم. خب اول مسیر در حقیقت قابل شوک دادن رو با هم دیگه مرور کنیم. اگر بیمار VTAC یا VF باشه به بیمار شوک میدیم، بلافاصله بعد از شوک دادن شما شروع میکنید به مدت 2 دقیقه CPR کردن با همون کیف ماساژ دادن قلبی با همون کیفیتی که خدمتتون گفتم. تو این وضعیت همکارای دیگه ما موظف هستن سریعترین دسترسی عروق برای بیمار ایجاد کنن. IV گرفتن از بیمار تو اولویت، یعنی یه نفر در کنار شما داره بعد بیمار تلاش میکنه برای IV گرفتن. اگر دستورالعمل آها میگه اگر شما خیلی سریع نمیتونید IV بگیرید، میتونید تزریق اینتراوسوس یا داخل استخوانی برای بیمار انجام بدید. اینقدر حیات بیمار برای ما مهم هستش، نباید وقت برای IV گرفتن از دست.
خب شوک دادیم، بلافاصله شدیم تو انوزت، داریم از بیمار آی وی داریم میگیریم و دوباره میام ریتم قلبی بیمار رو ارزیابی میکنیم. اگر ریتم قلبی بیمار قابل شوک دادن باشه همچنان، یعنی همچنان میتونیم شوکش بدیم، دوباره یه شوک، 2 دقیقه سی پی آر و بعدش شروع میکنیم اپینفرین زدن. اپینفرین رو توی 1 میلی گرم میتونیم برای بیمار تجویز کنیم، هر 3 تا 5 دقیقه میتونیم تکرار کنیم. نگران و ترسی از تکرار اپینفرین نداشته باشین. اپینفرین رو میتونیم 3 تا 5 دقیقه براش استفاده کنیم. توی این وضعیت ما دستگاهی داریم تحت عنوان کاپنوگراف، یعنی در حقیقت وضعیت برونده سئو بیمار رو میسنجه و سئو دو بیمار رو میسنجه، به ما میگه ماساژی که داریم میدیم آیا مناسب هست، بیمار داره تهویه میشه یا نمیشه. که خب خیلی وقت ما اینو تو بیمارستان‌های خصوصی میبینیم، اما تو بیمارستان دولتی متاسفانه نداریم. اما مرحله بعدی اگر باز قابل شوک دادن باشه، 2 دقیقه سی پی آر بلافاصله انجام میدیم، میتونیم از داروی آمیودارون یا لیدوکاین استفاده کنیم. قبلا از آتروپین هم استفاده میشد، آتروپین الان از توی سیکل سی پی آر کلا حذف شده. آمیودارون یه 300 میلی در حقیقت به عنوان بولوس بر بیمار میزنیم، بعد دوزش 150 میلی گرم براش میتونیم تکرار کنیم. لیدوکاین هم 1 تا 1.5 میلی گرم پر کی جی میتونیم برای بیمار بزنیم، دوزای بعدیش رو 0 تا 75 میلی گرم پر کی جی میتونیم برای بیمار تکرار کنیم. خب آمیودارون به نظرم داروی سیفتری هستش که گایدلاین هم به آمیودارون بیشتر اپروچ شده. لیدوکاین هم اگر تو شرایط خاصی باشیم، بیمار حساسیت داشته باشه یا هر چیزی، میتونیم از اون استفاده کنیم. خب اما اگه بیمار ریتمش شوک قابل شوک دادن نباشه چیکار میتونیم بکنیم؟ بلافاصله از اون از پاسیبل برای بیمار اپینفرین تزریق میکنیم، دستسیسی آی وی میگیریم، لوله سراشه برای بیمار میذاریم و کاپنوگراف رو براش متصل میکنیم و ریتمش رو مورد ارزیابی قرار میگیریم. ما توی احیای قلبیمون 2 نوع شوک میتونیم بدیم، یا شوک های مونوفازیک میتونیم بگیم یا بایفازیک. بایفازیک ها بین 120 تا 200 جول توصیه شده، مونوفازیک ها 360 جول در حقیقت اپروچ میشه بهشون توی احیا. بسته به سیستم دستگاهی که شما توی در حقیقت ستینگ اورژانستون هست میتونید ازش استفاده کنید، میتونه متفاوت باشه. اما یه 5 تا تی داریم و 5 تا اچ داریم، توی همه احیاها بهش اپروچ میشه و ما ازشون کمک میگیریم، مثل هایپوولومی، هایپوکسی، هیدروژن یون مثل همون خود اسیدوزی که مطرح هستش، هایپو یا هایپرکلمیا و هایپوترمیا. توی تی ها تنشن نوموتوراکس، توکسین ها، تامپونا، تامپونات قلبی منظورمه، ترومبوز پولمونری یا کورونری. اینا چیزایی هستش که شما وقتی داری سی پی آر میکنید، توی سی پی آرتون اگر برطرف کنید ریورسیبل، یعنی بیمار رو برمیگردونه، یعنی اگه بیمار شما به علت کمبود حجم مایع دچار ارست قلبی شده، شما دارید بهش سرم میزنید، با این سرم گرفتن بیمار احتمال برگشتش، با این اپینفرین گرفتن احتمال برگشتش بیشتر خواهد شد. اگه بیمار دچار توکسین هستش، یعنی بیچاره دکتر فرمودن اگه بیمار تو حین متوجه شدید که بیمار اوپیوم مصرف کرده و دچار مسمومیت با مواد مخدر شده، وقتی شما بهش نالوکسان رو میزنید بیمار برمیگرده و احیا میشه. یعنی اینا کاملا چیزایی هستش که ما میتونیم بهش اپروش کنیم. احتمالا دیده باشید مثلا توی خیلی از سی پی آر ها یک مقدار که زمان که جلو میره، اون اتندی که مسئول سی پی آر هست میگه بر بیمار بیکربنات شروع کنیم. بیکربنات میزنن که یون اسیدوز رو در حقیقت یا همون هیدروژن رو غیر فعال کنه و حالت اسیدوز رو کمتر کنه که بیمار برگرده. پس این حالت ریورسیبل رو هم گوش خاطرتون داشته باشین. این الگوریتم که خیلی سریع از روش رد شدم، هر سال داره در حقیقت هر 5 سال یک بار داره آپدیت میشه. خیلی آموزشش راحته، یا از شوک شروع میکنید یا از اپینفرین شروع میکنید. اپینفرین پایه اساسی هر دو احیایی هستش که ما ازش کمک میگیریم. اگر ممکنه اسلاید بعدی رو هم تشریف ببریم. در مورد احیا ما تایم خاصی رو مد نظر نداریم که مثلا بگیم ما 5 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه احیا کنیم برگرده اینا. ما بیمار داشتیم 1 ساعت و نیم احیا کردیم برگشته، بیمار داشتیم تو 20 دقیقه برگشته، بیمار داشتیم تو 2 دقیقه برگشته. تا زمانی که اون اتند و اون مسئولی که به ما اعلام نکرده که احیا نکنیم، ما باید احیا رو قطع نکنیم، باید احیا رو ادامه بدیم. یه نکته رو خدمتتون میگم، چون دوره اینترنشنال هست، خدمتتون میگم ممکنه خیلی از عزیزان تو حوزه اینترنشنال و بین المللی هم حضور داشته باشین. گاهی اوقات بعضی از افراد تو کشورهای خارجی به حال هر علتی که دارن تشریف میبرن، یه سری مراجع قانونی، یه سری فرم ها رو پر میکنن، یه حالا یا پلاک یا یه دستبند یا یه کارت شناسایی بهشون میدن. اینا افرادی هستن که دی ان آر بهشون میگیم، روی کدومش دی ان آر، یعنی نباید احیای قلبی بشن. تو کشور ما این قانون وجود نداره، ما همه رو از دم احیا میکنن، اصلا کاری نداره بیمار رضایت داره یا رضایت نداره، ما همه رو احیا میکنیم. ولی تو کشور خارجی شما حواستون باشه اگه بیماری داری کد دی ان آر هست، نباید احیا بشه، چون این در حقیقت میتونه
وضعیت بیمار رو، یعنی در حقیقه بیمار رو احیا میکنه، برمیگرده به جای اینکه خوشحال باشه میره از شما تازه شکایت هم میکنه. این نکته رو هم حتما گوشه ذهنتون بسپارید. خب این یکی از آپدیت های جدیدی که شده، حلقه آخری هستش که تو این چند در حقیقت چین زنجیره بقا اضافه شده به نام ریکاوری، که حالا خیلی نمیخوام بهش بپردازم که خیلی هم شما خسته تر نشید. اگر ممکنه اسلاید رو زودتر ورق بزنیم من یه مرور کنم ببینم مهمترین مطالب رو خدمتتون، لطفا اسلاید بعدی. بله بعدی لطفا. خب اگر ممکنه این اسلاید رو کلا ببندیم که من بتونم در عرض چند دقیقه اگه بیمار دچار هی مرتب ریتم قلبیش بیاد و هی بره، یعنی دو هی برقرار بشه و هی ارس کنه، ما تا زمانی که در حقیقت میگم مسئول احیا به ما نگفته ما احیا رو ادامه میدیم و انجام میدیم. بیماری من داشتم خانم 86 ساله بعد از 5 دیالیزی اندستیج کانسر، بعد از 5 بار احیا کردن تو یک روز برگشت و خدا رو شکر الانم هنوزم که هنوز نه به خاطر اندستیجیش مرده، نه به خاطر بحث دیالیز بودنش مرده، نه به خاطر بحث ایست قلبیش مرده. پس ما وظیفه‌مون هستش اون کاری که درست هست و آموزش براش دیدیم رو مرتب انجام بدیم. خب اگر ممکنه این اسلاید رو من ببندم، اسلاید کنترل خونریزی رو باز کنیم. خب در مورد بحث احیا واقعا مطالب زیاده، من سعی کردم تو کوتاه‌ترین زمان ممکن خیلی فشرده و سریع جدیدترین مطالب و اصول رکن کلیش رو خدمتتون بگم. در مورد کنترل خونریزی هم همونطور که ملاحظه میکنید دستورالعمل ما دستورالعمل انجمن جراحان یا کالج جراحان آمریکا هستش، که خب هم برای بحث نظامی ها هم برای افرادی که در حقیقت بسیار شخصی هست، هم کار درمان هم امدادگرا پروتکل ها و دستورالعمل های امدادی رو تولید میکنه. اگر ممکنه تون تون بریم اسلاید های بعدی من ممنون میشم. بریم اسلاید بعدی. حالا این اسلاید ها هست خدمت دوستان، هم اگه خواستید میتونید ملاحظه کنید. ممنون. بعدی لطفا. بعدی بازم بعدی محبت کنید. خب به صورت خیلی کلی هدف ما این از افرادی که دوچاره در حقیقت خونریزی هستن رو شناسایی کنیم. نکته بعدیش بیام این خونریزیشون رو در حقیقت کنترل کنیم و بند بیاریم. حالا با تکنیک هایی که ABC که خدمتون ارائه میده میتونیم از این قضیه استفاده کنیم. اسلاید بعدی لطفا. در مورد بحث کنترل خونریزی حتما میدونید PHTLS یعنی پر هاسپیتال تروما لایف ساپورت که مال انجمن امتحان آمریکا هستش، انجمن پرستاران آمریکا هستش، هر ساله به روز رسانی میشه. مثلا 2019 آخرین ورژنی بودش که اومد بیرون، دستورالعمل متفاوتی رو میگه برای کنترل خونریزی چی کار کنیم. شاید شنیده باشه مثلا میگن یک شخص دچار خونریزی شد محل خونریزی رو فشار بدید، الیویت کنید، اگر اندام دچار خونریزی است الیویت کنید، بالاتر ببرید، بالاتر از سطح قلب قرارش بدید، بی حرکتش کنید، آتل بندیش کنید، یا خیلی از چیزهای دیگه که دارم میگم. نبض محل قبل از خونریزی رو فشار بدید و این کمک میکنه به خونریزی کنترل بشه. توی دستورالعملی که داریم میبینیم رو دو تا در حقیقت قضیه خیلی اپروچ کرده و خیلی براش مهمه. یکی این که بحث دایرکت پرشر یعنی فشار مستقیم روی محل آسیب برای ما بسیار بسیار حائز اهمیت و مهم هستش. یعنی اگه شخصی داره خونریزی میکنه با استفاده از یه گاز تمیز، یه پارچه تمیز، در حقیقت دستمال تمیز میتونیم روی محل خونریزی قرار بدیم و فشار دایرکت یعنی مستقیما فشار بدیم و فشار پیوسته باشه. یعنی نباید هی دستمون رو برداریم نگاه کنیم، نباید هی گاز رو برداریم نگاه کنیم، پارچه برداریم. وقتی فشار میدید یعنی مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه یک رو کاملا فشار یک نواخت و پیوسته باید داشته باشیم تا خونریزی کنترل بشه. خیلی وقتا خونریزی به این طریقه ها کنترل نمیشه توی این افراد. میام از چی استفاده میکنیم؟ از تورنیکه استفاده میکنیم. تورنیکه استفاده کردن توی مثلا مطالب آموزشی جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ و خیلی حتی کتابه طب اورژانس ممکنه خیلی وقتا سرش کنتروورسی و تفاوتی وجود داشته باشه، اما صراحتا خدمتتون میگم تو زمانی که بیمار دچار تهدید حیات هست، یعنی احتمال این هستش که جونش رو از دست بده و خونریزی به روش عادی کنترل نمیشه، یعنی دایرکت پرشر دارید میدید، فشار مستقیم دارید میدید، ولی خونریزی کنترل نمیشه، شما موظف هستید از تورنیکه برای بیمار استفاده کنید.
تورنی که دیدید این وسایلی هستش که حالا اصطلاحا گارو هم اسم دیگه‌اش هستش، یکیش فرانسوی یکیش انگلیسیه، شریان بند هم تو فارسی بهش میگن، چون انتقال خون ساز آزمایشگاه از شما خون بگیرن اون کشی که به دست شما میبندن بهش میگن تورنیکه. البته این تورنیکه که ما استفاده میکنیم برای کنترل خونریزی طراحی نشده و خیلی ضعیفه برای این قضیه، ولی به هر حال اون هم تورنیکه است و تو شرط بحرانی میتونیم ازش استفاده کنیم، مثل زمانی که خیلی از امدادگرا تو موقعیتایی که خونریزی شدید هست میرن از کمربند استفاده میکنن، چون پهن هستش میتونن فشار مستقیم ازش داشته باشن. خب چیزی که توی کنترل خونریزی برای ما مهمه این که وقتی که میخوایم تورنیکه رو ببندیم پس یه چیز تهدید کننده حیات باشه با شرط عادی کنترل نشه، 5 تا 7 سانتی یعنی 2 اینچ تا 3 اینچ بالاتر از محل خونریزی این رو باید ببندیم. من توی یک از مواقع که سر حوادث رفته بودم دیدم تورنیکه رو پایین‌تر بستن، یعنی دستش آرنج بریده بود، ساید دست رو مچ دست رو مدادم و تورنیکه بستم، بالاتر از محل خونریزی باید بسته بشه 5 تا 7 سانتی متر. وقتی که تورنیکه بستید به هیچ عنوان حق باز کردن تورنیکه رو ندارید، تا کجا؟ تا موقعی که توی بیمارستان برسید پزشک یا در حقیقت متخصص جراح تصمیم بگیره که اینو بخواد باز کنه. حتما موقعی که دارید تورنیکه رو میبندید باید تایم و زمان رو کنارش یادداشت کنید، چون ممکنه من که تو بیمارستان نمیدونم که چه زمانی بستید. یه باور غلطی که متاسفانه وجود داره میگه اگه تورنیکه رو بستید هر چند ساعت یک بار شلو سفتش کن، مثلا 10 دقیقه یک بار باز کن یه ذره خون بره دوباره ببند. مطلقاً تورنیکه رو که بستید دستکاریش نمیکنید. حفظ جون شخص برای ما مهمتر از حفظ در حقیقت حیات یک عضو یا اندامش هستش که وجود داره. خب پس ما تورنیکه رو که بستیم اگر خونریزی کنترل نشود شما میتونید تورنیکه بعدی رو 5 سانت تا 7 سانت بالاتر از این تورنیکه برش ببندید، یعنی میتونید از تورنیکه دوم هم استفاده کنید، پس مشکل برای بیمار به وجود نمیاد. این نکته که وجود داره، بیمار وقتی داره خون از دست میده داره مایع از دست میده، مایع از دست نه یعنی بیمار داره وارد شوک میشه. پس اگر برای بیمار تو این وضعیت یعنی خونریزی رو کنترل کردید میتونید سرم استفاده کنید، خیلی کمک کننده است. ما خیلی وقتا توی تروما توصیه میکنیم طبق دستور عملها اگر بیمار دچار خونریزی شدید هست خون زیادی از دست داده از بیمار دوتا آی وی لاین بگیرید، یکی از سمت راستش یکی از سمت چپش، به شرطی که خونریزی کنترل شده باشه، از یک دستش در حقیقت با آنژیوکت توسی، از یکی با آنژیوکت سبز، از یکی وقتی فشار بیمار پایین هست میتونید نورمال سالین نیم لیتر برش بذارید، از یکی میتونید رینگر لاکتات یا رینگر بر بیمار بذارید که بیمار رو از مرگ نجات بدیم و حفظش کنیم. نکته بعدی اینه که چون بیمار خون از دست میده بیمار دچار هایپوترمی و سرمازدگی میشه، پس حتما کمک گرفتن از یک پتو یا یک در حقیقت یک والو یا چیزی در کنارش که بتونه بیمار رو گرم کنه هم میتونه به شدت به ما کمک کنه. یعنی از اینکه بیمار پوزیشنش نباید خیلی جابجا بشه، نباید خیلی تغییر کنه، تو حالت خوابیده بهترین حالتی هستش که برای بیمار میتونیم در نظر بگیریم. اگر ممکنه اسلایدهای بعدی رو تون تون بریم که من اسلایدها رو نشون داده باشم که اگه مطالبی جا مونده خدمتتون بگم. بعدی لطفاً توی موقعی که با بیمار مواجه هستیم حتما حواستون باشه حفظ وضعیت خودتون مهمتره، یعنی اگه به ما خونریزی داره پروتکشن چشماتون یعنی یه دونه عینک یا ماسک و دستکش اینا چیزای ضروری و گان و اینا چیزای ضروری هست که میتونید ازش استفاده کنید. این اصطلاح ABC رو که دارید ملاحظه میکنید تو محل A اگر بیمار در حقیقت دیدیم دچار خونریزی هست تماس میگیریم یا درخواست کمک میکنیم با همون اورژانس و سیستم EMS، بی کنترل در حقیقت خونریزی هست و سی هم کامپرس هست. بازم لطفا اسلاید بعدی لطفا این تماس با اورژانس. در مورد لوکیشن و اینا خب توضیح دادی که مطالب خوبی هستش. بعدی لطفا چیزی که مهم هست تو محل بلیدینگ این هستش که ما محل خونریزی رو خوب پیدا کنیم. گاهی اوقات افراد یا ویکتیم یا قربانیان ما کسایی هستن که بیمار ما کسایی هستن که از چند قسمت دچار خونریزی هستن. من تو یادم تو دوره ATLS که به صورت اینترنشنال شرکت کرده بودم رفته بودم اون بیمار نمایی که اونجا بود شکستگی فمور داشت، من شکستگی فمورش درمان کردم، شکستگی لگن داشت، کنترل خونریزی کردم ولی باز بیمارم از دست دادم، چون یک در حقیقت یک خونریزی ناحیه گردن داشتش و همون موجب شد که دیوییشن براش ایجاد شد، راه روایش هم بسته شد بیمار رو از دست بدم. چیزی که وجود داره این که همیشه خوب بیمار رو اکسپوز کنید، خوب بیمار رو بررسی کنید. اگه بیمار لباس بیمار روی محل خونریزی گرفته با اونو کنار بزنید ببینید، فقط حواستون باشه که بیمار دچار هایپوترمی نشه با اکسپوز کردن و لخت کردنش. محل خونریزی رو که پیدا کردید منهای متعدد دیگه هم پس اونها رو خونریزیشون رو کنترل کنیم. گاهی اوقات یک
پول یا استخر از خونریزی ایجاد میشه، اینا میتونه علائم خطر باشه. یک وقت میبینی شخص یک ارگان، یک دست یا پای یا چیزی رو از دست داده، اینجور موقعیت ها خونریزی خیلی شدید هست و حتما حتما استفاده از تورنیکه ضروریه. اسلاید بعدی لطفا، بعدی رو محبت کنید. خب محلهای شایع خونریزی رو دارید ملاحظه میکنید، ناحیه گردن، ناحیه باتک، نمیدونم بازوها اینا چی، و خود ترانکو بدنه هست، چیزایی هستش که خیلی باید بهش توجه داشته باشین که اینا به خاطر اینکه زیر لباس هست، پوشیده هست، از چشم و از دست ما فرار نکنه. بعدی لطفا. خب اینجا تو پرشر یا همون فشار مستقیم هستش. یکی از دوستان فرمودن که فشار تورنیکه باید چقدر باشه. فشار تورنیکه باید طوری باشه که از اون ور ما لیک و خروجی نداشته باشیم. من ادامه توی یکی از دورا که شرکت کردم میگفتن که طوری تورنیکه رو ببندی که از اون قطره قطره خون بیاد. این اشتباهه. طوری باید تورنیکه رو ببندی که از اون خروج خون نداشته باشید. یعنی حداقل ترین حالتی که سفتیش باشه که از اون یه خونریزی اتفاق نیفته. این بهترین حالتی است که میتونیم تورنیکه رو ببندیم. خب بعدی رو محبت کنیم. گاهی اوقات خونریزی‌ها سطحی نیستن. بعدی لطفاً. یعنی مثلا برش تو سطح نخورده، یه قسمتی حالت کنده شده، همونطور که تو تصویر دارید می‌بینید سمت چپ بالا، ممکنه گود شده باشه، مثلا دست بیمار لایه مثلا یه قسمتی مونده، یه دستگاهی مونده و یه تیکه به صورت قلوه مانند کنده شده از اونجا. برای کنترل خونریزی روش فشار دادن هیچ فایده ای نداره. یه گاز تمیز، یه پارچه تمیز رو بردارید، گوله کنید توی محل فشار بدید و اون رو فشار مستقیم بدید و خونریزی رو کنترل کنید، اجازه ندید این خونریزی افزایش پیدا کنه. بعدی لطفا. بعدی لطفا. این همون بستن تورنیکه رو داره خدمتتون میگه. محبت کنید. بعدی. بازم بعدی. چیز خاصی نداره. بعدی. ببخشید من به شما میگم چون نتونستم با گوش توجه کنم. این مدل های تورنیک های هستش که تو سیستم های امدادی کشورهای توسعه یافته و خود آمریکا استفاده میشه، از جمله بحث نیروهای ارتششون که دارید میبینید. حالا اگر اسلاید بعدی رو ببین، اسامیشون رو هم میبینید. اگر ملاحظه کنید یه قسمت هایی دارن اینا که بهشون متصل هستش. ما اصلا تو هلال احمر بهش میگیم شیرفلکه درست کردن، یه خودکاری، یه چوب، یه چیزی رو رد میکردیم میپیچونیم که اون فشار زیاد بشه و خونریزی رو کنترل کنه. این شیرفلکه به خاطر این هستش که اجازه ندیم حتی قطره خون هم از بیمار خارج بشه و بیمار رو از دست بدیم. و سریعترین کاری که ما میکنیم خونریزی رو که کنترل میکنیم، بیمار باید منتقلش کنیم سریعا به مرکز درمانی و بیمارستان. همیشه اگر بیمار مطلع هست، هوشیار هستش، وضعیت گروه خونی بیمار رو باید بدونیم. اما اگر وضعیت گروه خونی بیمار رو ندونیم، تو خیلی وقتی که خون شدیدی از دست میده، مجبوریم بدون کراسمش کردن، بدون از دست دادن زمان، خب نشون دادم کراسمش توضیح دادن خدمتتون، برای بیمار سریع در حقیقت گروه خونی و یک واحد یا دو واحد گروه خونی براش بزنیم که عمدتا او منفی برای بیمار در نظر گرفته میشه. بعدی محبت کنیم. این اسامی تورنیکا رو دارید میبینید، کامبت اپلیکیشن تورنیکت. بعدی اینه چیزایی هست که ریکام شده، توصیه شده که اینا رو به عنوان سیستم های امدادی تو میتونید از اینها استفاده کنید. و خب طبعا EMS های هر منطقه هم بر اساس دستور عملی که بهشون داده میشه انجام میدن. بازم بعدی لطفا. خب به صورت خیلی کلی مطالبی که خدمتتون گفتم، حالا اپروچ های بعدش هم که وجود داره، مثلا ممکنه بیماری که دچار خونریزی است توی بیمارستان بیاد، حتما بخوایم براش آنتی بیوتیک شروع بشه، حتما نیاز باشه که جراح ببینه سوتور بشه، بخیه بشه، یا بخواد براش کزاز و یا حتی اگه تو آسیب های مثل گاز گرفتگی اینا باشه، براش هاری در نظر گرفته بشه. اما اینا از هیته فرست اید خارجه. تو فرست اید مهمترین دستور عملی که ما داریم کنترل خونریزی هست به طریق فشار مستقیم، دیگه الیویت کردن، نمیدونم پانسمان فشاری واسه اینا همه از تو دستور عمل ما حذف شده. و بعد از اون اگر بیمار تهدید حیات بود، بلافاصله از تورنیکه استفاده کنیم که بیمار آسیب کمتری برسه. من بازم عذرخواهی میکنم بابت قطع و وصل شدن‌های مکرری که اتفاق افتاد. خیلی خوشحال شدم که امروز در خدمتتون بودم. ببخشید خیلی تون سعی کردم مطالب رو خدمتتون بگم، اونم با توجه به اینکه خیلی قسمت از زمان رو از دست دادیم. و خیلی خوشحالم، امیدوارم همیشه برقرار و سلامت باشین. مطالبی که خدمتتون گفتم به کارتون نیاد، اگر به کارتون نیاد واقعا براتون مفید باشه و مثمر ثمر باشه.
خیلی ممنون از خانم دکترای بزرگوار بابت برگزاری این برنامه و حمایتی که داشتن. خسته نباشید آقای دکتر حسابی، واقعا از همه قلبم رو محبت خیلی مفید بود، واقعا استفاده کردیم، من رغم اینکه میدونم خیلی اذیت شدین سر این تایم کوتاه و بزرگوار سپاسگزارم. واقعا متشکرم از محبت شما. ممنونم. مجدد زنده باشین. خیلی خوشحال شدیم که امروز افتخاریم داشتیم در خدمت شما باشیم. مجددا تشکر میکنم از سه پزشک بزرگواری که در جمع ما بودن، خانم دکتر شاهقلی، آقای دکتر بسیری و آقای دکتر اخلاق دوست عزیز. من از تک به تک شما دوستان عزیز تشکر میکنم، خیلی خوش آمدید و خیلی برای ما این جمع ارزشمندی بود. 3 ساعت و نیم با هم رویدادی رو برگزار کردیم، دومین روز از رویداد 3 روزه فیس، یک رویدادی که حاصل همکاری سطحان زبان انگلیسی هست در 6 کشور جهان و فردا آخرین روزش با زبان اندونزیایی در رابطه با چالش هایی که در واقع برای طبیعی در اندونزی به وجود میاره و کمک های اولیه اضطراری صحبت خواهد شد. خیلی متشکرم از تک تک شما دوستان عزیز، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. یک سوالی که مکررن در کوشن باکس و کامنت ها بهش اشاره شده بود در رابطه با سرتیفیکیت و گواهی شرکت در دوره بود، که گواهی شرکت در دوره به تمام کسانی که پیش از شروع رویداد ثبت نام کرده بودن ارسال خواهد شد، به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، تنتون سلامت باشه، دستانتون چونان همیشه نجات بخش باشه، دلتون خوش باشه. یا علی، خدا نگهدار هممون باشه. خسته نباشید.